درود بر شما ممنون که این کورس C Sharp Tutorial رو میبینید من رضا مشایخی هستم و این جلسه اول از دوره آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی C Sharp هست امیدوارم واسه مفید باشه تو این دوره آموزشی من سعی میکنم مبانی برنامه نویسی C رو توی محیط .NET و با استفاده از Microsoft Visual Studio آموزش بدم توی هر ویدیو یا هر درس ما با هم سعی کنیم یکی از ویژگی های سی شارپ رو به طور عملی کار کنیم پس برای اینکه پس از پایان دوره واقعا توانایی برنامه نویسی به زبان سی شارپ رو داشته باشید بهتره که شما هم محیط ماکروسافت ویژوال استودیو رو نصب کنید و همزمان با من سعی کنید برنامه نویسی کنید در پایان هر درسی برای دوستانی که تمایل دارن تمرین بیشتری هم داشته باشن یک سری تمرین های ساده تعریف میکنم که با انجام اونا میتونیم به مطالب اون درس تسلط بهتری پیدا بکنید سرفست های درس اولمون از این قرار هستن ابتدا در مورد تفاوت های سی شارپ و دات نت صحبت میکنیم بعد معماری اپلیکیشن های دات نت رو بررسی میکنیم و در پایان اولین برنامه سی شارپمون رو مینویسیم اما تفاوت های سی شارپ و دات نت معمولا دوستانی که برای اولین بار شروع میکنن کد به زبان سی شارپ توی محیط ماکروسا ویژوال استودیو بزنن این سوال واسه شون پیش میاد که دات نت چی هست سی شارپ چی هست و چه تفاوت هایی با هم دارن C# یک زبان برنامه نویسی هست. زبان برنامه نویسی به شما اجازه میده که منطقی که میخواین اپلیکیشنتون داشته باشه با اون زبان بفهمونید به کامپیوتر. ولی دات نت یک فریم هست یک قالب هست یک ساختار هست برای نوشتن برنامه ها یعنی کمک میکنه که شما برنامه های به زبان C شارپ یا حتی اف شارپ وی یا C++ یا زبون های دیگر رو بتونید بنویسید ولی این فریم چه قابلیت هایی رو در اختیار ما قرار میده framework.net به ما دو قابلیت اصلی رو میده یکی CLR هست یا Common Language Runtime و دیگری Class Libraries یا یک سری کتاب خونه از قبل نوشته شده ولی CLR چی هست؟ اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم به عنوان درس مقدماتی و اول کسل کننده میشه من فقط برای اینکه کلیات CLR دستتون بیاد و بفهمین پشت این برنامه که شما می نویسین چه منطقی خوابیده و چه اتفاقاتی داره میافته توی کامپیوتر وقتی شما یک برنامه رو می نویسین و بعد اجرا می کنین لازم میدونم که یک سری کلیات رو راجع به به شما بگم برای اینکه مفهوم CLR جا بیفته اول در نظر بگیرید که شما یک کد به زبان C شارپ می نویسین. C شارپ یک زبان سطح بالا هست این زبان برای ماشین برای کامپیوتر شما برای سخت افزار شما قابل فهم نیست سخت افزار فقط صفر و یک رو میفهمه پس برای اینکه شما زبانی که بنویسید برای ماشین قابل فهم باشه به یک مترجم نیاز دارین این مترجم رو بهش میگیم کامپایلر شما زبانتون رو بنویسین برنامهتون رو می و بعد اونو کامپایل می کنید و به زبان ماشین تبدیل می کنید. حالا فرض کنید که شما زب... برنامهتون رو توی کامپیوتر خودتون نوشتین کامپایل کردین و با توجه به سخت که دارید تبدیل شد به زبان ماشین و اجرا شد. حالا فرض کنید این کدتون رو میخواین جای دیگه ببرید و توی کامپیوتر دیگه اجرا بکنید روی یک سرور اجرا بکنید روی لپتاپ دوستتون اجرا بکنید روی لپتاپ مشتری توی شرکت اجرا بکنید باید دوباره روی سیستم اونها کامپایل بکنید چون سخت افزار اونها ممکنه متفاوت باشه از سخت افزار شما این کار اصلا بهینه نیست و باعث میشه ما روی هر سیستمی یک بار کامپایل بکنیم این کار رو و این بسیار زمانبر هست دات به ما این قابلیت رو میده که یک محیطی به نام CLR یا Common Language Runtime رو روی سیستم رو نصب بکنیم شما وقتی دات روی یک سیستم نصب میکنید یک CLR رو به شما میده این CLR کارش چی هست؟ شما وقتی یک برنامه رو توی محیط دات کامپایل میکنید مستقیم به شما ماشین کود نمیده شما کد سی شارپتون رو کامپایل میکنید کامپایلر به شما یه CIL میده یا Common Intermediate Language این CIL رو روی هر سیستمی که سی روش نصب هست بذارید اجرا میشه دیگه یعنی شما نیاز نیست که بر اساس سخت افزارهای مختلف برنامتون رو کامپایل بکنید فقط کافیه روی همه سیستم هایی که میخواید برنامتون اجرا بشه CLR رو نصب بکنید common language runtime که روی محیط دات نت هست نصب بکنید و بعد فقط کافیه کدتون رو یک بال روی سیستم خودتون کامپایل بکنید سی ال رو بسازید و بعد با استفاده از این سی روی همه سیستم هایی که سی ال آر دارن نصب بکنید همه سیستم هایی که سی ال آر دارن با توجه سخت افزاری که روی اون سیستم نصب هست تبدیل میکنن این سی شما رو به زبان ماشین یا 0 و 1 ها پس به طور کلی یک مرور کلی میکنیم شما کدتون رو می نویسید برای اینکه تبدیل بشه به کد ماشین از کامپایلر استفاده می کنی. محیط دات نت کد شما رو مستقیم به ماشین کد تبدیل نمیکنه بعد از کامپایل یک CIL به شما میده کافیه روی تمام سیستم هایی که میخواین رو ران بگیرید یک سی نصب بکنید CIL رو تبدیل میکنه به ماشین کد و شما میتونید روی همه سیستم ها ران بگیرید برنامهتون رو کلاس لایبرری ها چی هستن؟ کلاس لایبرری ها یا کتابخانه ها قابلیت دیگه ای هست که محیط دات نت برای شما فراهم میکنه. شما به جای اینکه همه چیز رو بخواین از ابتدا بنویسید، کد مخصوص هر چیزی رو مثلا کار بر روی زمان، کار بر روی رشته ها، کار بر روی ورودی، خروجی، گرفتن یک مقدار از موس از کیبورد یا چاپ کردن یک چیزی روی صفحه نمایش، اگر بخواین همه چیز رو از صفر بنویسید بسیار زمان بر هست. یک سری از قبل طراحی شده توسط برنامه نویس های حرفه ای نوشته شده و شما میتونید با استفاده از محیط دات از اونها استفاده بکنید و کارتون رو راحت بکنید حالا وقتی که موارد برنامه نویسی شدیم بهتون میگم که این اه, کلاس لایبرری ها رو چطوری استفاده میتونید بکنید که نخواین همه چیز رو از صفر بنویسید اما معماری اپلیکیشن های تحت دات به چه شکل هست؟ اگر باز هم بخوایم وارد جزئیات بسیار زیاد بشیم از حوصله درس اول خارجه ولی ب... از اونجایی که یک کلیات رو نیاز بدونیم برای اینکه وارد محیط عملی سی شارپ بشیم و شروع کنیم برنامه نویس... نویسی باید بدونیم که معماری یه اپلیکیشنی که ما داریم می نویسیم به چه شکل هست شما اگر یه اپلیکیشن رو بنویسید در نهایت یک فایل اگزه به شما میده یا اگزیکیوتابل همونطور که قبلا هم دیدید فایل هایی که اجرا می کنید و ران می کنید توی کامپیوترتون یه پسوند دات اگزه دارن این یعنی فایل اجرایی برنامه ما به این میگن یک اسمبلی اسمبلی میتونه فایل اگزه باشه یا میتونه یک کتاب خونه باشه یه DLL باشه DLL ها یک سری کتاب خونه ها هستن یک سری قابلیت ها هستن که قابلیت اجرا ندارن ولی توی برنامه های دیگه ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم پس یک اسمبلی که شما می نویسید میتونه اجرایی باشه فایل نهایی برنامهتون باشه یا میتونه یک سری کتاب خونه باشه که بعدا توی برنامه های دیگه از اونها استفاده می بکنید به اینکه توی هر برنامه اونها رو کامل بنویسید و اسمبلی هست چی تشکیل شدن از یک سری نیم اسپیس تشکیل شدن نیم اسپیس برای فرم دادن و شکل دادن به برنامه ما و نظم دادن به برنامهمون هست ما فعلا برای برنامه هامون از یک نیم اسپیس فقط استفاده می ولی نیم اسپیس های بیشتر برای برنامه های بسیار بزرگ حتما کاربردی هستند داخل نیم اسپیس ها از کلاس های مختلفی استفاده میکنیم برای اینکه برنامهمون منطق خاصی داشته باشه در مورد آبجکت Oriented پروگرامینگ و کلاس ها توی این کورس مفصل صحبت خواهیم کرد ولی برای اینکه ایده کلی دستتون بیاد فرض کنید یک برنامه حسابداری میخوایم ما بنویسیم توی این برنامه حسابداری اگر بخوایم همه چیز رو توی یک فایل بنویسیم ممکنه یک کد بسیار طولانی باشه و خوانا نباشه پس ما میایم یک کلاس تعریف میکنیم برای کارمندها یک کلاس تعریف میکنیم برای مدیران شرکت یک کلاس تعریف میکنیم برای سیستم حسابداری یک کلاس تعریف میکنیم برای مشتریان برای انبار برای هر کدوم کلاس های مختلف و عملیات خودش رو داخل کلاس ها صدا میزنیم و در نهایت توی فایل اصلی برنامهمون از همه این کلاس ها و از همه این بخش ها استفاده میکنیم تا برنامه کلیمون استفاده بشه برای نزد دادن به برنامهمون پس یک نیم اسپیس میتونه از چندین کلاس تشکیل بشه در نهایت این کلاس ها یک نیم اسپیس رو میسازن و اگر بیشتر از یک نیم اسپیس داشته باشیم این نیم اسپیس ها یک اسمبلی رو میسازن این اسمبلی میتونه فایل اگزه و نهایی برنامه ما باشه یا اپلیکیشن نهایی ما باشه میتونه اپلیکیشن نهایی ما بجز اسمبلی که فایل اگزه می سازه از یک سری اسمبلی دیگه که یک سری کتابخونه رو دارن تشکیل شده باشه برای مثال شما فرض میکنید که میخواین یک سیستم حقوق دهی بر اساس قوانین اداره کار بنویسید میان یک سری قوانین رو پیاده سازی میکنید توی زبان سی شارپ و یک فایل اسمبلی ولی DLL ال میسازید که این یک سری قوانین هست فایل اجرایی به شما نمیده ولی به شما کمک میکنه با توجه پای حقوق سابقه کار گروه طرف بین بی حقوق طرف رو محاسبه بکنید و طوری حساب بکنین که همه چیز قانونی پیش بره و هر تغییری بخواین بدین بر اساس قوانین این تغییر رو اجرا کنید. حالا فرض کنید یک برنامه حسابداری با واسه یک شرکت کامپیوتری دارید یک برنامه حسابداری واسه شرکت آژانس املاک دارید واسه یک کارخونه دارید واسه بیمارستان دارید توی همه اینها میتونید چون قوانین اداره کار ثابت هست از اون دی یا اون اسمبلی استفاده بکنید توی برنامهتون. طبق اون قوانین حقوق افراد رو محاسبه بکنید و در نهایت یک اسمبلی هم برای فایل اگزه یا فایل اجراییتون داشته باشین که از اون اسمبلی و اسمبلی های دیگه استفاده میکنه پس اپلیکیشن نهایی شما میتونه یک اسمبلی داشته باشه که فایل اگزه به شما میده یا میتونه از یک اسمبلی با فایل اگزه و اسمبلی های دیگه که فایل های DLL هستن استفاده بکنه اگر این مطلب هنوز برای شما یک مقدار جا نیفتاده و دقیق مفهوم و نفهمیدین اصلا نگران نباشید به مرور وقتی که به طور عملی وارد برنامه نویسی میشیم همه این مطالب برای شما جا میفته حالا میخوایم اولین برنامه سی شارپمون رو توی محیط مایکروسافت ویژوال استودیو بنویسیم. ازتون خواهش میکنم محیط مایکروسافت ویژوال استودیو 2019 رو دانلود بکنید ورژن کامیونیتیش رو دانلود بکنید حتما که ورژن رایگانش هست و شروع کنید نصب کردن بسیار نصبش ساده هست فقط یک سری نکست هست که باید بزنید و ماکروسافت ویژوال استودیو 2019 نصب میشه روی سیستمتون وقتی که بخواید بازش بکنید از شما یک مایکروسافت اکانت میخواد اگر ندارید مثل یک اکانت یاهو هست همونجا به شما یک قابلیت رو میده که بسازین این اکانت رو اکانتتون رو که ساختید و وارد کردید ماکروسافت ویژوال استودیو باز میشه بدون اینکه نیاز باشه شما هزینه ای رو پرداخت بکنید ولی Microsoft ویژوال استودیو چی هست؟ یک Integrated Development Environment هست یا یک IDE هست IDE به شما قابلیت برنامه نویسی و دیباک کردن کد رو میده ورک نیست فقط به شما مثل نوت پد مثل مایکروسافت ورد که شما میتونید توش تایپ بکنید فقط این قابلیت رو به شما میده که کد شما رو هایلایت میکنه کلمات کلیدی رو به رنگ های مختلف در میاره و همچنین کمک میکنه که شما دیباگ بکنید کد و اشکال کدتون رو بتونید بفهمین کجاست پس پس از نصب مایکروسافت ویژوال استودیو 2019 با هم اولین برنامه سی رو که یک هلو World ساده هست می نویسیم. خب دوستان برای اینکه بتونیم اولین برنامه‌مون رو به زبون سی شارپ بنویسیم اول باید مایکروسافت ویژوال استودیو رو باز بکنیم مایکروسافت ویژوال استودیو به ما قابلیت ساختن یک پروژه رو اول میده create a new project به خاطر اینکه پروژه جدید هست و پروژه از قبل نوشته شده نیست پس ما با گزینه‌های دیگه کار نداریم و پروژه جدیدمون رو میسازیم پروژمون میتونه دسکتاپ اپلیکیشن باشه که محیط گرافیکی داره میتونه وب اپلیکیشن باشه یا انواع مختلف اپلیکیشنی که اینجا برای شما نشون داده ولی ما الان ساده ترین حالت اپلیکیشن یا یک کنسول اپلیکیشن رو میخوایم بنویسیم که فقط از یوزر رشته ها رو میگیره و در نهایت رشته ها رو میتونه چاپ بکنه و محیط گرافیکی نداره برای تمرین سی بهترین محیط هست دقت بکنید که کنسول اپلیکیشن ما میتونه به زبان سی شارپ باشه، VB باشه، C++ باشه یا انواع مختلف ما میتونیم از دات Core استفاده بکنیم، دات نت استفاده بکنیم که تفاوتش رو توی دوره پیشرفته به شما خواهم داد. ما الان از دات نت استفاده میکنیم یک برنامه سی شارپ. البته اگر دات نت رو هم انتخاب کنید مسئله‌ای نیست. Next رو میزنیم اسم برنامه رو از ما میخواد ما Hello World میخوایم بنویسیم پس اسم برنامه رو Hello World میذاریم لوکیشنی که میخوایم سیو بشه نگه میداریم همین لوکیشنی که هست مسئله نیست سولوشن در برگیرنده تمام اسمبلی ها و نیم اسپیس های ما هست ما همون اسم رو براش نگه میداریم ولی خاطرتون هست که گفتم اگر بخواین توی برنامهتون از اسمبلی های مختلف استفاده بکنین میتونین داخل یک سولوشن اسمبلی های مختلفی رو بریزین ما الان فقط یک اسمبلی داریم و اسمبلی مون اسمش Hello World هست Create میکنیم فریمورک 4.7.2 و هم استفاده میکنیم که آخرین فریمورکش هست محیط مایکروسافت ویژوال استودیو برای ما باز میشه برای اولین بار و همونطور که خاطرتون هست گفتم برنامه ما از نیم اسپیس های مختلف تشکیل شده نیم اسپیس ما اسمش هلو World هست و ما فقط یک نیم اسپیس اینجا داریم اینجا سلوشن اکسپلورر کل سلوشن ما رو نشون میده و پروژه هایی که داریم ما یه دونه پروژه فقط داریم داخل این برنامه به نام هلو World که این پروژه ما از یک سری پراپرتی ریفرنس تشکیل شده که بعدا در مورد اینها زمانی که نیاز شد به جزیات صحبت خواهیم کرد ولی چیزی که مهم هست فایل پروگرام ما هست که فایل اصلی و نقطه ورود برنامه ما هست که این را از قبل خودش می و شما وقتی فایل اگزه می از این برنامه این پروگرام رو ران میکنه. پس نقطه ی ورود به برنامه ما کلاس پروگرام هست. اینجا اسم کلاسی که الان باز هست رو میبینیم می و .cs مخفف سی شارپ هست یعنی کد سی شارپ برای ما باز شده. کلاس پروگرام همیشه یک تابع به نام مین داره که این نقطه اصلی و ورودی برنامه ما هست و شما وقتی که فایل اگزه نهایی رو کلیک میکنید از اینجا برنامه شما شروع میشه اجرا شدن پس مفهوم نیم اسپیس که گفتیم اینجا میبینیم مفهوم کلاس فقط یک کلاس داریم فقط یک نیم اسپیس داریم و کلاس ما اسمش پروگرام هست الان یک کار بسیار بسیار ساده میخوایم انجام بدیم و فقط میخوایم که روی صفحه واسه یوزر هلو World رو چاپ بکنیم پس از کنسول شما هر کلمه ای که بنویسید به, شما پیشنهاد میده هر کدوم از اینها رو میتونید انتخاب بکنید با اینتر انتخاب میشه دات right line یک خط رو میخواد بنویسه داخل دابل کوتیشن دقت بکنید داخل دابل کوتیشن ما مثلا می نویسیم Hello This is our first program در پایان هر دستور حتما باید سمیکالن بذاریم دقت بکنید برای اینکه برنامه ما اجرا بشه در پایان هر دستور یک سمی کالم میذاریم پس اگر ما برنامهمون رو الان استارت بکنیم وارد این قسمت میشه اولین نقطه ورود این قسمت هست کنسول دات رایت لاین یعنی یک خط رو چاپ بکن خط Hello This is our first program رو چاپ میکنه و از برنامه خارج میشه ما الان نتونستیم ببینیم که خروجی ما چی هست به خاطر اینکه همونطور که بهتون گفتم بلا فاصله که این خط رو چاپ کرد خارج میشه از برنامه پس ما از یوزر میخوایم که تا زمانی که یک کلید رو وارد نکرده از برنامه ما خارج نشه از read کی استفاده میکنیم به محض اینکه یوزر یک کلید رو وارد میکنه از برنامه خارج میشه. پس اجرای برنامه ما به این ترتیب هست. ابتدا کنسول رایت لاین یک جمله رو چاپ میکنه برای ما روی صفحه نمایش و بعد با استفاده از تابع رید کی منتظر میمونه که ما یکی از کلیدهای کیبورد رو بزنیم. به محض اینکه یکی از کلیدهای کیبورد رو زدیم و خوند از برنامه خارج میشه. برنامه رو اجرا میکنیم الان. Hello, this is our first program و بعد منتظر میمونه که ما یک دگمه رو وارد کنیم من الان مثلا دگمه دی رو وارد میکنم از برنامه خارج میشه هر دگمه ای رو که بزنید از برنامه خارج میشه این اولین برنامه سی شارپ ما بود امیدوارم این درس مفید بوده باشه برای شما برای تمرین حتما محیط ماکروسا ویژوال سودیو رو نصب بکنید شروع کنید اولین برنامه هلو World تون رو بنویسید اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفا توی کانال ما سابسکرایب بکنید و اگر سوالی داشتید در مورد این ویدیو حتما توی کامنت ها بپرسید من در اولین فرصت به سوال های شما پاسخ خواهم داد تو این جلسه میخوایم راجع به متغیرها و ها یا variables and constants صحبت بکنیم متغیرها یا وریبل ها نام مکانی در حافظه کامپیوتر هستند که برای ذخیره انواع مختلف داده از اونها استفاده میشه در حالی که ثابت ها یا کانستنت ها مقادیر تغییر ناپذیری هستند که در طول برنامه قرار مقدار ثابتی رو داشته باشن اما متغیرها سینتکسشون یا نوع نوشتارشون و تعریفشون به چه شکل هست؟ برای متغیرها ما یک تایپ یا یک نوع در نظر می گیریم و بعد آیدنتیفایر یا اسم اون متغیر مثلا اینت int یعنی اینتیجر یعنی مقدار یک عدد صحیح و بعد نامبر اسمش هست نامبر میتونه هر چیزی باشه ولی اینت یک کلمه کلیدی هست که به ما نشون میده که این متغیر ما قرار مقادیر اعداد صحیح داخلش قرار بگیره میتونیم متغیرها رو وقتی که تعریف میکنیم مقدار اولیه هم بهشون بدیم که تو ذهنتون باشه که وقتی میگیم متغیر یعنی مقدار میتونه در طول برنامه تغییر هم بکنه به این شکل سینتکسشون هست که اول تایپ بعد آیدنتفایر یا اسمشون مساوی و بعد مقدارشون مقدار اولیه که میخوایم بهشون بدیم تو ذهنتون باشه که حتما بعد از هر دستور سمیکالم باید بنویسیم مثالی که اینجا داریم int از نوع integer یعنی عدد صحیح number اسم متغیرمون هست هر چیزی میتونه باشه مساوی با 25 هست identifier ها اه, یه سری قوانین دارن برای نامگذاریشون برای اینکه یک متغیر رو بهش یک اسم اساین بکنیم یک سری قوانین رو باید حتما رعایت بکنیم اول اینکه نباید با عدد شروع بشن یعنی مثلا توی مثال بالا int number نمیتونستیم بگیم int مثلا عدد دو نامبر یا توی مثالی که اینجا میبینین one road اشتباه هست اگر بخوایم میتونیم بنویسیم مثلا road one نمیتونن با عدد شروع بشن نکته بعد اینه که نباید شامل فاصله باشن یعنی شما مثلا میخواین فرست نیم رو تعریف بکنین که از نوع رشته هست بعدا میفهمیم که رشته تایپش uh, سترینگ هست نمیتونین بنویسین فرست space و بعد نیم حتما باید سرهم باشه فرست نیم از کلمات رزرو شده توی زبون سی شارپ نمیتونید استفاده بکنید مثلا اسم یک متغیر نمیتونه اینت باشه چون همونطور که میدونید اینت یک تایپ هست و شما مثلا نمیتونید بگین اینت اینت به عنوان آیدنتیفایر اگر احیانا خواستین از این اسامی استفاده بکنین که به نظر من بهتره که دورو استفاده نشه میتونید قبلش یک اد ساین بیارین نکته دیگه این که از اسامی معنیدار حتما استفاده بکنید یعنی مثلا ننویسین FN اگر قرار فرست نیم داشته باشی یا ننویسین متغیری به نام A, B, C اینطوری بعدا که خواستین کودتون رو دیباگ بکنین و یه نفر دیگه خواست کدتون رو بخونه یا خودتون خواستین ماهای آینده سالهای بعد, بعد برنامهتون رو نگاه بکنین درک این برنامه براتون سخت میشه پس سعی کنین اسامی معنیداری رو برای متغیرها استفاده کنید. ولی اروری وجود نداره در صورتی که برای حالت اول دوم و سوم ارور میده اگر با اعداد شروع کنید یا فاصله داشته باشه بینش یا از کلمات رزرو شده استفاده بکنید ارور میده سیستم ولی شما اگر اسامی بیمعنی به اونو بدین ارور نمیده فقط کار رو سخت میکنه واسهتون از طرفی ثابت ها در کنار تایپ و آیدنتیفایر و مقداری که بهشون میدید یک کلمه کلیدی و ثابت کانست قبلش میذارید و وقتی شما این کلمه کانست رو دادید قبل از وریبل دیگه میشه ثابت و در طول برنامه نمیتونید مقدارش رو تغییر بدید مثلا اینجا مینویسیم کانست دابل دابل یعنی اعشاری کانست دابل پی آی مساوی 3 و 14 بعد سمیکاله این پی آی رو در طول برنامه نمیتونید مقدارش رو عوض بکنید و مقدار دیگه ای بهش اساین بکنید و تا آخر برنامه قراره 3 و 14 بمون اگر احیانا خواستین مقدار رو عوض بکنید و دیگه از این به بعد همیشه در طول برنامه پی آی مثلا 3 و 1 دهم ده باشه همون اول همین بالایی که تعریف میشه به اسم کانست دابل پی آی همینجا باید مقدار رو عوض بکنید در طول برنامه نمیتونید مقدارش رو عوض بکنید یک سری قراردادهای نامگذاری برای متغیرها هم وجود داره که سه نوع اصلی رو در بر میگیره یا کمل کیس هستند مثل مثلا my number می نویسین int my number اگر کلمات مختلفی داشته باشه همونطور که خاطرتون هست نمیتونیم اسپیس بذاریم ولی برای اینکه این کلمات رو از هم تفکیک بکنیم اولین کلمه رو با حروف کوچیک شروع میکنیم و کلمات بعدی رو با حروف بزرگ به این سبک نامگذاری میگن کمل کیس شما میتونید اگر دوست داشتین از این سبک استفاده کنین یا از پاسکال کیس یعنی همه کلمات رو با حروف بزرگ بنویسین یا از هانگریان نوتیشن استفاده بکنین یعنی تایپش رو هم قبلش بنویسین مثلا STR first name یعنی از نوع استرینگ هست رشته هست و بعد first name پیشنهادی که برای زبان سی شارپ میشه اینه که از کمل کیس استفاده بکنید یه حالت یونیفرم داره بین تمام برنامه نویس های زبان سی شارپ و باعث میشه کدتون استاندارد تر باشه چیزی به نام ایرور وجود نداره هر اسمی که خواستید میتونید بذارید روی متغیرهاتون ولی اگر عادت بکنید و از یکی از این قراردادهای نامگذاری استفاده بکنید و دقیقا برای متغیرها از کمل کیس استفاده بکنید بهتر هست تایپ های اولیه یا نوع هایی که میتونیم به متغیرها اختصاص بدیم یک لیست بزرگ هست در صورتی که اکثر اون انوا در کورس های مقدماتی و یا حتی در اکثر برنامه ها به کار نمیرن من اینجا یه ای لیستی از تایپ هایی که بیشتر از همه تایپ ها کاربردی هستند و شاید خودم تا این لحظه بعد از 12 13 سال پروگرامینگ نهایت چهار یا پنج تایپ بجز اینها و اونم تو شرایط خاص استفاده کردم برای شما آوردم اگر این تایپ ها رو خوب یاد بگیریم میتونید تمام برنامه ها رو باشون بنویسین شاید دو سه تایپ دیگه چهار نقطه دیگه توی شرط خاص نیاز به که ازش استفاده بکنید اولین نوع بایت هست بایت حافظه یک بایت رو یعنی هشت بیت رو میگیره و اعدادی که میتونین توی متغیری که از نوع بایت هست بریزید از صفر تا دیویست و پنج هستن نوع دیگر کر هست یا چار میگن یه سری مخفف کرکتر هست و یک حرف رو میتونید داخل این بریزید دو بایت ظرفیتش هست حافظه ای که اشغال میکنه و کاراکترهای یونیکود رو میتونید داخلش بریزید مثلا A, B, C یا علامت کوتیشن علامت دابل کوتیشن نقطه هر کدوم بک سلش،, سلش هر کدوم از کاراکترهای روی صفحه کیبورد رو میتونه ذخیره بکنه نوع دیگر شورت هست که دو بایته و 16 بیت ظرفیتش هست و از منهای های 32768 تا 32767 رو میتونه توی خودش ذخیره بکنه. پس اگر اعداد کوچیکی داشتید و میخواین حافظه زیادی رو نگیره میتونین از نوع شورت استفاده بکنید. بعد نوع این تست که چهار بایت رو از حافظه ذخیره میکنه و از تقریبا منهای دو میلیارد تا دو میلیارد رو میتونه ذخیره بکنه اگر عددی دارید بین منهای دو میلیارد تا دو میلیارد میتونید توی این مقدار بریزین فقط دقت کنید حتما اعداد صحیح هست و اعداد اعشاری نمیتونن باشن لانگ هشت بایت دو برابر این ظرفیت میگیره و از این عددی که میبینید روی صفحه تا اون یکی که کنار تو میبینید میتونه ذخیره بکنه طبیعتا خوندن این عدد سخت هست و برای اعداد بسیار بزرگ کاربرد داره ممکنه بگید خب ما از همون اول برای که مطمئن باشین از لانگ استفاده میکنیم که دیگه به مشکل نخوریم سعی کنید توی مصرف حافظه دقت بکنید چون برنامه هایی که مثلا قرار ده هزار تا صد هزار تا یک میلیون داده داشته باشن اگر قرار همشون لانگ باشن ظرفیت زیادی ریسورس زیادی از کامپیوتر شما مصرف میکنن و پرفورمنس برنامه شما پایین میاد پس سعی کنید اون مقداری که واقعا برای متغیرتون نیازه اون نوعی که نیازه رو استفاده بکنید نوع دیگر دابل هست یعنی اعداد اعشاری 8 بایت ظرفیت میگیره و از این دو بین این دو عددی که میبینید مقادیرش میتونه باشه و دقت بکنید که اعداد اعشاری از نوع لانگ Int, Short و بایت نمیتونند باشند و اگر عدد اعشاری دارین ممیزدار دارید حتما باید از نوع دابل استفاده کنید یا نوع دیگری هست به نام Float که میتونید از اون هم استفاده کنید که برابر با دابل هست با یه سری تفاوت کوچیک که فعلا ما تو این برنامه در نظر نگرفتیم نوع دیگر از تایپ های پریمیتیو یا تایپ های اولیه بول هست یا بولیان. مخفف بولیان هست یک بایت و یا ترو هست یا فالس یا صحیح یا غلط فقط دو نوع میتونه بگیره ترو یا فالس که بعدا راجب کاربرد هاش مفصل صحبت میکنیم این تایپ های اولیه رو توی ذهنتون داشته باشید و بدونید که تایپ دیگری هستند به نام نان پریمیتیو تایپس این تایپ ها مثل کلاس ها مثل رشته ها آرایه ها یا اینام ها ساختاری هستند نوع اولیه نیستند و اینها از طریق کلاس هایی که لایبرری هایی که داخل محیط دات نت هست در اختیار شما قرار گرفتن یک مثالش استرینگ هست که مجموعه ای از کاراکتر هاست یعنی شما میتونید یک جمله رو توش ذخیره بکنید یک متن کامل یک کتاب رو حتی توی یک استرینگ ذخیره بکنید اری یه آرایه هست که توی درس مربوط به اری در موردش به تفسیر صحبت خواهیم کرد مجموعه ای از وریبل ها رو میتونید داخلش بریزید اینام برای چیزهایی است که متغیرهای گروهی هست یا متغیرهایی که به جای اینکه بگیم صرف یک دو سه میگیم مثلا بهار تابستان پاییز زمستان کلاس ها هم که توی بحث آبجکت اورینتد مفصل در موردشون صحبت میکنیم استراکت ها هستن و انواع دیگر نان پریمیتیف تایپ ها الان فکر میکنم زمانی باشه که بریم وارد محیط مایکروسافت ویژوال استودیو بشیم و یک سری از مثال ها رو در عمل ببینیم و ببینیم چطور میتونیم از این تایپ ها استفاده بکنیم خب وارد محیط مایکروسافت ویژوال استودیو 2019 میشیم Create New Project یه پروژه جدید درست میکنیم از نوع کنسول اپلیکیشن و از نوع سی شارپ هست اسم برنامه رو میدیم مثلا در مورد وریبل ها میخوایم صحبت بکنیم وریبلز اسمش رو میذاریم بقیه رو هم حالت نگه میداریم و کرییت پروژه رو میسازیم همونطور که خاطرتون هست یک نیم سپیس به اسم وریبلز برای ما میسازه کلاس پروگرام رو داره که اینجا هم میتونید ببینید و بعد با تابع استاتیک واید مین شروع میشه من یک مقدار زوم میکنم که صفحه واضح تر بشه برای زوم کردن میتونید کلید کنترل رو پایین نگه داریم و با اسکرول موس بالا برید برای زوم این و پایین برای زوم آوت همونطور که خاطرتون هست برای تعریف متغیر اول تایپش رو میاریم گفتیم یکی از تایپ های اصلی اینت هست برای اعداد صحیح و بعد مثلا نامبر الان یک متغیر به اسم نامبر ما ساختیم میخوایم اینو چاپ بکنیم کنسول دات رایت لاین همونطور که خاطرتون هست داخل این پرانتز میتونیم نامبر رو بنویسیم الان ارور میده به ما میتونین موستون رو فقط بیارین روی وریبل روی جایی که خط قرمز داره و ببینین علت ارور چی هست میگه use of unassigned local variable number unassigned یعنی اساین بهش نشده یعنی شما نامبر رو تعریف کردید یه مقداری از حافظه بهش اختصاص دادید ولی هیچ مقداری داخلش نریختید هنوز الان چی میخواد چاپ بکنه شما مقداری بهش ندادید ولی انتظار دارید چاپ بشه پس مثلا یه مقدار اولیه مساوی 15 قرار میدین ارورمون از بین میره و اگر ما برنامه رو اجرا بکنیم این عدد رو چاپ میکنه همونطور که خاطرتون هست برای اینکه سری برنامه بسته نشه ما از رید لاین استفاده می، از رید استفاده میکنیم که منتظر بمونه یوزر یه کاراکتر رو وارد بکنه بعد برنامه بسته بشه برنامه رو راند میکنیم عدد 15 رو چاپ میکنه و منتظر میمونه که ما یک کلید رو وارد بکنیم و برنامه تموم بشه حالا کاربرد دیگری که نامبر ها داشت این بود که ما میتونستیم نوع های مختلفی رو تعریف بکنیم مثلا از نوع دابل میخوایم یک متغیر رو تعریف بکنیم دابل مثلا نامبر دو خاطرتون هست نمیتونستیم بگیم دو نامبر حتما باید با حروف شروع بشه نمیتونه با اعداد شروع بشه مساوی مثلا دوازده و نیم حالا اگر ما یک نامبر دیگه داشته باشیم به اسم نامبر سه و مقدارش 25 باشه 26 باشه شما میتونید نامبر سه رو توی نامبر بریزید دقت بکنین فعلا من این نامبر دو رو میذارم بالا و کاری باهاش نداریم یک نامبر داریم با مقدار 15 به اسم نامبر و بعد نامبر سه با مقدار 26 نامبر سه رو ریختم داخل نامبر پس مقدار نامبر رو الان اگر چاپ بکنه دیگه 15 نیست 26 هست رام میگیریم برای اینکه مطمئن بشیم باید 26 بشه درسته حالا میخوام نامبر دو رو بریزم توی نامبر سه نامبر دو رو کپی میکنم و میریزم توی نامبر ببخشید توی نامبر اینجا به ما باید, باید, یک ارور بده بله ارور میده چرا میگه نمیتونه تایپ دابل رو به تایپ اینت تغییر بده نوع این دو عدد با هم متفاوته نوع نامبر دو از نوع دابل بود ما نمیتونیم متغیری از نوع دابل رو اساین بکنیم به متغیری از نوع اینت پس به ما ارور میده دقت بکنید حتما اگر مقداری از یک متغیر رو خواستین داخل متغیر دیگه بنویسین نوعشون باید به هم بخونه نوع دیگری از متغیر که ما داریم از نوع کر هست یا چار مثلا کر کارکتر مساویه با یکی از کاراکترهای صفحه کیبورد رو میتونه داخل خودش بریزه مثلا میخوایم کاراکتر 8 رو وارد بکنیم اگر به این شکل بنویسیم ارور میده به ما چون 8 عدد هست حتی اگر کاراکتری مثلا مثل F رو میخواستیم بریزیم باز هم ارور میداد کاراکتر باید حتما داخل کوتیشن قرار بگیره پس ما یک کوتیشن باز میکنیم و بعد داخل کوتیشن هر کاراکتری رو خواستیم میذاریم مثلا دی الان کاراکتر دی رو داخل کرد متغیر کاراکتر داریم الان میخوایم همین کاراکتر دی رو چاپ بکنیم اینجا بعد دی رو چاپ بکنه واسه ما مقدار دی رو واسه ما چاپ کرد میتونستیم کاراکتر هشت رو مثلا چاپ بکنیم عدد هشت نیست کاراکتر هشته الان 8 هشت رو برای ما چاپ میکنه نوع دیگر از نامگذاری ها همونطور که خاطرتون بود نمیتونستیم فاصله داشته باشیم مثلا نمیتونستیم بنویسیم character number اسپیس اگر داشته باشه به ما ایرور میده پس ما باید اسپیس رو از بین ببریم وسطش و بعد با حالت کمل کیس با حروف بزرگ کلمات بعدی رو شروع کنیم حالا اینجا به ما ایرور میده میگه دیگه کرکتر رو نمیشناسه درسته به خاطر اینکه ما اسمش رو عوض کردیم حالا از اسم جدید اینجا استفاده میکنیم اروری وجود نداره و اگر برنامه رام بگیریم کرکتر نامبر رو یعنی هشت رو واسه ما چاپ میکنه نوع دیگر از وریبل ها که خوندیم مقادیر بول bool بودن بولین مثلا بول yes or no مقدار گفتیم حتما یا باید true باشه یا false باشه ما مثلا این مقدار رو میدیم true پس مقدار بول رو ترو قرار میدیم کنترل C اینجا پیستش میکنیم الان باید ترو رو به ما برگردونه ترو هر چیزی غیر از ترو یا فالس هر چیزی غیر از این دو حالت رو به ما ارور میده یعنی ما نمیتونیم مثلا کارکتری رو بنویسیم اینجا یا عددی رو بنویسیم اینجا یا حتی هیچ کدوم از اینها رو نمیتونیم بهش اساین بکنیم چون نوعشون متفاوت اینها دابل هستن و این از نوع بولین هست آخرین نوعی که در موردش صحبت کردیم کانست uh, بود اگر دقت کنیم مقادیر ثابت یعنی کانست مثلا اینت یا از نوع دابل عدد پی رو میخوایم تعریف بکنیم دابل P مساوی 3 و 14 حالا اگر ما عدد P رو چاپ بکنیم طبیعتا 3 و 14 رو به ما برمیگردونه و نمیتونیم P رو دیگه عوض بکنیم یعنی همونطور که خاطرتون هست اینجا نامبر دو از نوع دابل بود ولی ما نمیتونیم پی آی رو مساوی نامبر دو قرار بدیم با اینکه مق... نوعشون با هم یکیه ولی به ما میگه که the left hand side of an assignment یعنی مقدار چپی یک assignment must be a variable property or indexer باید یا variable باشه یا property باشه یا indexer باشه که بعدا راجع به توی کلاس ها و ایندکسر صحبت میکنیم و نمیتونه مقدار کانست باشه کانستنت ها نمیتونن مقدارشون تغییر بکنه فقط یک بار مقدار دهی میشن و تا آخر برنامه همون مقدار استفاده میشه ممکنه بپرسین چرا این کانست رو اینجا اصلا چرا فلسفه کانست وجود داره توی برنامه نویسی چون فرض کنیم مقدار پی آی یا پی رو میخواین 3 و 14 در نظر بگیریم و الان در طول همه برنامه دهها ها بار مثلا مساحت یک دایره رو بخواین حساب بکنین توی برنامه دهها بار این متغیر استفاده میشه اگر اینو مثلا خود عدد 3 و 14 رو بخواید توی تمام جاهای برنامه بنویسید اگر یک روز به شما بگن که ما میخوایم عدد P 3 و 1 دهم باشه دیگه نمیخوایم با سنسیتیویتی 2 باشه میخوایم فقط با یک رقم اعشار حساسیتش باشه اون موقع باید بریم توی تمام برنامه هر جا 3 و 14 دارین عوض بکنیم ولی اینجا وقتی کانست معرفی میکنیم فقط کافیه توی برنامه حتی اگر هزار بارم از این پی استفاده شد فقط هم اول برنامه که این رو معرفی کردین مقدارش رو عوض میکنین در طول تمام برنامه دیگه این پی 3 و دهم ده هست و مقدارش هم قرار هست که هیچ وقت عوض نشه پس یک بار تغییر میدید و توی تمام برنامه اعمال میشه توی این جلسه میخوایم راجع به عملگرها یا آپریترز صحبت بکنیم عملگرها انواع مختلفی دارن عملگرهای انتصاب ریاضی مقایسهی منطقی و عملگرهای بیتی من سعی میکنم در طول کل این دوره آموزشی و به خصوص این جلسه حتما لغت درست انگلیسی همه کلمات کلیدی رو به شما بگم علتش همین هست که شما اگر بخواین سرچ بکنید توی اینترنت قاعدتا منابع فارسی یک مدار تعدادش کمتر هست و منابع انگلیسی به خصوص سایت هایی مثل Stack Overflow که یک سایت منبع هست برای سوالات برنامه نویسی حتما نیاز دارید که از کلمات انگلیسی استفاده بکنید برای اینکه بتونید سرچ بکنید و جواب سوالتون رو بگیرید من بهتون پیشنهاد میکنم که اگر سوالی دارین حتما به سایت Stack Overflow هم سر بزنید توی سایت سوال های زیادی توی همه موارد پرسیده شده و معمولا جواب ها بسیار خوب هستند. عملگر انتصاب یا assignment operator را داریم عملگر ریاضی یا arithmetic operators عملگر های مقایسه یا comparison operators عملگر های منطقی logical operators و عملگر های BT یا bitwise operators عملگر های انتصاب یا عملگر assignment همون مساویه خودمون هست و کارش انتصاب یک مقدار داخل یک وریبل هست مثلا توی مثالی که اینجا میبینید شما عدد 25 رو الان دارید میریزید توی متغیر اینتیجر نامبر شما میتونید از عملگر مساوی برای ریختن یک وریبل یا یک متغیر داخل یک متغیر دیگه به این صورت که اینت ایج مساوی نامبر هم استفاده بکنید اما عملگر اساینمنت فقط مساوی نیست عملگرهای دیگه هم هستن همونطور که ببینین به اضافه مساوی منها مساوی زب در مساوی و تقسیم بر مساوی به این شکل که شما اگر بنویسید نامبر به اضافه مساوی دو مثل این هست که بنویسید نامبر مساوی نامبر به اضافه دو یعنی دوتا تا به نامبر اضافه کن و دوباره بریز توی نامبر حالت خلاصش نامبر به اضافه مساوی دو هست همین حالت واسه ایمین ضرب و تقسیم وجود داره مثلا توی مثال آخر اگر بنویسین h تقسیم بر مساوی 5 مثل این هست که بنویسین h مساوی h تقسیم بر 5 عملگرهای ریاضی یا arithmetic operators همون عملگرهای جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و باقیمانده خودمون توی ریاضی هستن به اضافه دو تا عملگر دیگه به اسم increment و decrement نوع استفاده از اونها همونطور که میبینید شما دو تا عملوند یا آپرند دارین به اسم مثلا A و B بخواین جمع بکنین به صورت خیلی طبیعی جمع رو بین اینها میذارین و اگر یه جمله کامل بخواین می مینویسین مثلا C مساوی A به اضافه A B همینطور منها ضرب تقسیم علامت درصد نشان باقی مانده است یعنی شما مثلا مینویسین A درصد B یعنی باقی مانده تقسیم A بر B عملگر اینکریمنت یا plus plus و عملگر دکریمنت یا ماینس ماینس به این شکل هست که شما یک متغیر رو جلوش وقتی پلاس پلاس بذارین مثل این هست که اون عملگر رو با یک جمع میکنین و حاصل رو دوباره به همون متغیر اساین میکنین یعنی A پلاس پلاس مثل این هست که بنویسید A مساوی A به اضافه یک یا همونطور که توی عملگر اساینمنت خوندیم مثل این هست که بنویسیم A به اضافه مساوی یک همین حالت با سی ماینس ماینس هم وجود داره عملگرهای مقایسه ای برای شرط استفاده میشن بعدا میبینین که جمله های ایف چطور عملگرهای مقایسه ای توشون استفاده میشه ولی فعلا ببینیم عملگرهای مقایسه ای یا comparison operators چیا هستن عمل مساوی، نامساوی، بزرگتر، بزرگتر یا مساوی، کوچکتر و کوچکتر یا مساوی برای مساوی حتما دو تا علامت مساوی به کار برید دقت بکنید چون یه دونه همونطور که خاطرتون هست مال اساینمنت هست و دو تا چک میکنه که آیا با هم مساوی هستن یا نه مثلا A دوتا تا مساوی B چک میکنه که آیا A و B با هم مساوی هستن یا نه حاصل یک عمل یک استیتمنت مقایسه ای یا کامپریزن استیتمنت همیشه یا true هست یا false هست یعنی A مساوی مساوی B اگر A با B مساوی باشه ترو برمیگردونه حاصل این قضیه و اگر A و B با هم مساوی نباشند فالس برمیگردونه ترو یعنی صحیح یعنی درست این جمله و فالس یعنی غلط یعنی A و B مساوی A مساوی B غلط هست یعنی مساوی نیستن همونطور برای نامساوی برای بزرگتر بزرگتر مساوی کوچکتر و کوچکتر مساوی دقیقا همین داستان هست مثلا فرض میکنیم A 20 باشه و B 10 باشه A بزرگتر و مساوی B true رو به ما برمیگردونه به خاطر اینکه 20 بزرگتر مساوی 10 هست عملگرهای منطقی یا logical operators نوع دیگری از عملگرها هستند که باز هم برای جملات شرطی به کار میرن سه نوع هستند and, or و not که حتما دقت بکنین and با دو تا امپرسنت or با دو تا پایپ و not با یک اکسکلامیشن مارک نشون داده میشه دقت کنید که دو طرف عملگرهای منطقی یعنی A و B آپرند ها حتما باید از نوع بولین باشن یعنی مقدارشون ترو یا فالس باشه و بعد حاصل اند و اور یا نات این عملگرها به ما نشون داده میشه یعنی مثلا A and and B فقط تو حالتی ترو برمیگردونه به ما که هم A و هم B ترو باشن یعنی اگر یه دونه از اینها فالس باشه حاصل اند اینها فالس برمیگردونه برعکس A or B همیشه تو رو برمیگردونه مگر اینکه هر دوی اینها فالس باشن یعنی اگر A فالس باشه از نوع بولین و نوش فالس باشه مقدارش فالس باشه و B هم فالس باشه حاصل این مقدار فالس هست در غیر این صورت حتی یکی از اینها ترو باشن یا همه اینها ترو باشن هر دو اینها ترو باشن ترو برمیگرد نات هم که برعکسش رو برمیگردونه اگر A true باشه ناتش فالس برمیگردونه اگر A false باشه ناتش true برمیگردونه و در نهایت عملگرهای BT یا Bitwise Operators که عملگرهایی هستن که برای عملیات روی بیت ها به کار میرن یه دونه امپرسنت و یک دونه اور داریم و بعدا توی کورس پیشرفته سی شارپ در مورد عملگرهای بی بیشتر صحبت میکنیم توی این کورس بیشتر راجع به عملگرهای انتصاب ریاضی و منطقی صحبت میکنیم و مقایسه ای و حالا بریم وارد محیط ماکروسا ویژوال استودیو بشیم و به طور عملی اینها رو استفاده بکنیم خب برای کار بر روی عملگرها اول یک پروژه جدید میسازیم از نوع کنسول اپلیکیشن اسمش رو مثلا میذاریم اپراتورز همونطور که میدونید نیم اسپیس اپراتورز رو واسه ما میسازه و از کلاس پروگرام تا به مین برنامه ما شروع میشه فعلا چیزی نمیخوایم چاپ بکنه و میخوایم یه سری متغیرها رو تعریف بکنیم و شروع کنیم با اون ها کار کردن که ببینیم ها چطوری کار میکنن مثلا ما اول یه متغیر به نام نامبر رو از نوع اینتیجر تعریف میکنیم و مقدارش رو مثلا 25 میذاریم این متغیر اساینمنت هست اینت نامبر مساوی 25 که قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم حالا فرض کنیم میخوایم دو تا به نامبر اضافه بکنیم میتونیم بنویسیم نامبر مساویه با نامبر به اضافه دو یا میتونستیم همین کار رو به طور خلاصه بنویسیم نامبر به اضافه مساوی دو الان اگر ما نامبر رو چاپ بکنیم میبینیم که مقدار نامبرمون 27 هست همونطور که خاطرتون هست از یوزر میخواییم که یک کلید رو وارد بکنه قبل از اینکه بسته بشه برنامه و الان واسه این ما عدد 27 رو چاپ میکنه میتونستیم به همین صورت دو تا کم بکنیم از نامبر و اینجا واسه ما باید عدد 23 رو چاپ بکنم تمرین دیگه ای که انجام میدیم میخوایم عملیات ضرب و تقسیم رو خیلی ساده انجام بدیم پس نامبر A رو عدده مثلا کچکتر میگیریم دو و بعد اینو کپی میکنیم اینو نامبر یک در نظر میگیریم اینو نامبر دو و مثلا اینو سه در نظر میگیریم و بعد یک عدد اینتیجر به اسم c مساویه اینو مثلا 15 در نظر میگیریم و نامبر دو تقسیم بر نامبر یک رو میخوایم چاپ بکنیم اینجا عدد سی نامبر دو پونزده هست تقسیم بر دو میشه هفت و نیم که ما طبیعتاً به خاطر اینکه مقدار اینتیجر میخوایم و مقدار اعشاری نیست خارج قسمت این تقسیم رو به ما برمیگردونه یعنی عدد هفت رو به ما باید برگردونه الان همطور که میبینید حالا اگر بخوایم باقی مانده ی این تقسیم رو داشته باشیم از علامت درصد استفاده میکنیم و همین کد رو رام میگیریم و الان باید به ما یک رو برگردونه 15 تقسیم بر میشه هفت و باقی ماندهش چهارده منهای پونزده یک پس به همین صورت میتونیم ضرب تقسیم جمع تفریق و باقی مونده رو استفاده بکنیم نوع دیگه ای که داشتیم عملی کامپریزن آپریتور بودن که مساوی و یا نامساوی رو چک میکردیم و خاطرتون هست که از نوع بولین بودن حتما پس ما متغیر بولین به نام مثلا چک در نظر میگیریم و مقدار این رو برابر نامبر یک مساوی نامبر دو در نظر میگیریم همونطور که خاطرتون هست این دوتا علامت مساوی چک میکرد که آیا با هم مساوی هستن یا نه اساینمنت نیست اساینمنت فقط یک مساوی داره الان حاصل مقایسه نامبر یک و نامبر دو رو توی چک برای ما برمیگرده نامبر یک و نامبر دو با هم مساوی نیستند پس باید چک فالس باشه من این رو برابر چک در نظر میگیرم و برنامه رو ران میکنیم ببینیم واقعا مقدار فالس هست یا نه مقدار فالس رو ما برمیگردونه نامبر دو بزرگتر از نامبر یک هست پس نامبر یک کچکتره این باید ترو رو به ما برگردونه حتما دقت بکنید که حاصل یک عملیات مقایسه یا ترو هست یا فالس یا صحیح هست یا غلط هست حالت های دیگه بزرگتر و مساوی بود یا نامساوی مثلا این نامساوی هم باید ترو رو به ما برگردن چون اینا با هم مساوی نیستند ترو رو به ما برمیگردن حالا وارد عملیات شرطی میشیم از نوع بولین یک کاندیشن مثلا کاندیشن یک رو در نظر می گیریم و مقدارش رو مثلا فالس قرار می دیم. و باز از نوع بولین یک کاندیشن دو رو در نظر می گیریم مثلا و مقدارش رو مثلا نامبر یک بزرگتر از 20 قرار میدیم نامبر یک بزرگتر از 20 همونطور که خاطرتون هست یک عملیات مقایسه ای هست یعنی چک میکنه که آیا نامبر یک از 20 بزرگتر هست یا نه نامبر یک از 20 بزرگتر نیست پس این حاصلش فالس هست پس کاندیشن دو فالس هست کاندیشن یک هم فالس هست حالا می میخوایم یه بولین به عنوان ریزال تعریف کنیم و می گیم کاندیشن یک and کاندیشن دو عملیات منطقی یا logical operators به ما میگه که آیا هر دو طرف این عملگر ترو هستند یا نه and گفتیم فقط تو حالتی حاصلش ترو هست که هر دو طرف ترو باشن الان هر دو طرف فالسند پس ریزالت فالس به ما برمیگردونه ما اگر ریزالت رو چاپ بکنیم الان باید به ما مقدار فالس رو بده همونطور که میبینید حتی اگر ما کاندیشن یک رو ترو هم در نظر بگیریم یعنی یکی ترو باشه یکی فالس باشه اینو یادمون هست که نامبر یک بزرگتر از 20 نیست پس فالسه و اینو میدونیم که ترو اگر یک طرف اند هم فالس باشه در نهایت نتیجه کلی فالس هست حتما فقط حالتی درست هست که هر دو طرف ترو باشه یعنی ما اگر الان نامبر رو بگیم کوچیکتر از 20 چون نامبر یک کوچیکتر از 20 هست ترو هست اینم ترو هست پس حاصل اند اینها ترو میشه پس تنها حالتی که ترو برمیگردونه که دو طرف ترو باشن نات ریزالت همونطور که خاطرتون هست یکی دیگه از عملگرهای منطقی بود که مخالف ریزالت یعنی چون ریزالت الان ترو هست اینجا باید به ما فالس رو برگردونه که همونطور که میبینیم فالس رو به ما برمیگردونه و آخرین عملگر لاجیک اور هست با دو تا علامت پایپ نشونش میدیم و کاندیشن یک یا کاندیشن دو هر دو اینا ترو هستن پس ریزالت ما الان ترو هست حتی اگر یکی از اینها هم فالس بشه حاصل این عملیات باز هم تو رو هست توی این جلسه میخوایم راجع به یکی از کلیدی ترین جملات زبان برنامه نویسی سی شارپ یعنی جملات شرطی صحبت بکنیم یا if statements جملات شرطی به این صورت هستن که شما یک عملیات رو مشروط میکنین به یک شرط یعنی اگر شرطی برقرار بود این عملیات انجام بشه و اگر برقرار نبود عملیات دیگه ای انجام بشه سینتکسشون به این صورت هست که شما اول یک کلمه کلیدی ایف می و بعد داخل پرانتز شرطمون رو میگذاریم و بعد اگر این شرط برقرار شد داخل کرلی براکت عملیاتمون رو انجام میدیم. مثالش هم به این صورت هست که مثلا میگیم اگر A بزرگتر از B بود و C نامساوی صفر بود برای ما چاپ کنه ولید این اندی که بین دو تا جمله هست نشون میده که حتما هر دوی این دو شرط باید برقرار باشه همونطور که خاطرتون هست حتی اگر یکی از اینها برقرار نباشه وارد عملیات نمیشه نوع دیگر از جملات شرطی به این صورت هست که ما میگیم اگر شرطی برقرار بود عملیاتی انجام بشه و اگر شرط برقرار نبود عملیات دیگری انجام بشه که بهشون if else statement میگیم و بعد از if و شرط و عملیات کلمه کلیدی else رو به کار میبریم و بعد داخل کرلی bracket عملیات مربوط به اون else رو مینویسیم مثالش هم به این صورت هست که مثلا میگیم اگر A بزرگتر مساوی B بود یا C کوچکتر از صفر بود برای ما ولید رو چاپ بکنه و در غیر این صورت نات ولید رو چاپ بکنه همونطور که خاطرتون هست برای عملیات اور یکی از دو طرف یا هر دو طرف اگر true بود عملیات انجام میشه تنها حالتی که عملیات انجام نمیشه اینه که هر دو طرف فالس باشن حالا وارد محیط مایکروسافت ویژوال استودیو میشیم و یه سری مثال عملی رو با استفاده از زبان سی شارپ کار میکنیم با هم. خب برای تمرین جملات شرطی اول یک پروژه جدید رو میسازیم Create a new project از نوع کنسول اپلیکیشن هست اسمش رو مثلا میدیم If statement و پروژه رو کرییت میکنیم داخل کلاس پروگرام تابع مین میخوایم از یوزر بخوایم که یک عدد رو وارد بکنه که سن یوزر هست و فرض میکنیم که شما خدای نکرده سایتی دارید که بالای 18 سال حتما باید واردش بشن و یوزر اگر زیر 18 سال بود نمیتونه وارد بشه در نتیجه از یوزر میخوایم که سنش رو وارد بکنه با کنسولات رایت لاین میگیم Please insert your age و بعد همونطور که خاطرتون هست از یوزر میخواییم که یک عدد رو وارد بکنه از کنسول دات استفاده میکنم اگر خاطرتون باشه کنسول دات رید به ما یک خط رو برمیگردونه از نوع استرینگ پس ما مثلا اینپوتمون رو در نظر میگیریم از نوع استرینگ و مقدار برگردش داده شده از تابع لاین رو میریزیم توی اینپوت برای اینکه بتونیم سن رو تشخیص بدیم باید این استرینگ رو تبدیل بکنیم به مقدار اینتیجر چون سن از نوع اینتیجر هست پس ورودیمون یا ایج رو در نظر میگیریم از تابع تو این دو از کلاس کانورت استفاده میکنیم کلاس کانورت از قبل نوشته شده و توی سیستم Using سیستم که کردیم از کتابخونه سیستم استفاده کردیم که داخل این کتابخونه برای کانورت کردن کلاسی به نام کانورت وجود داره کانورت تو اینت سی دو به اینت سی دو تبدیل می کنیم خودش میگه چی رو میخواین بگیرین دابل میخواین بگیرید یا ولیو از نوع لانگ یا بولیان بایت کرکتر دیت تایم دسیمال انواع مختلف داده رو میتونید شما بهش بدید و تبدیل میکنه به اینتیجر و به شما برمیگرده یعنی یکی از این انواع استرینگ و علامت سوال هست علامت سوال یعنی استرینگی که میتونه نال هم باشه مقدارش ما اینجا اینپوتمون رو که از نوع استرینگ هست به یوزر میدیم و خروجی ما ایج الان یک عدد هست حالا با استفاده از جملات ایف همونطور که خاطرتون هست میگیم ایف age کوچکتر از 18 سال برای یوزر چاپ میکنیم که مثلا you are not allowed to continue و در غیر این صورت یعنی با استفاده از else به یوزر خوش آمد میگیم یه بار دیگه برنامه رو تریس میکنیم ابتدا از یوزر میخواییم که یک عدد که سنش هست رو وارد بکنه بعد سنش رو میگیریم حتما از نوع استرینگ هست اون چیزی که از ورودی میخونیم استرینگ رو باید تبدیل بکنیم به اینتیجر پس با استفاده از تابع اینت تو اینت 32 از کلاس کانورت این اینپوتمون رو تبدیل می‌کنی به اینتیجر و می‌ریزیم توی ایج حالا ایج رو میتونیم راحت چک کنیم به عنوان عدد با عدد 18 مقایسه میکنیم اگر کوچیک‌تر از 18 بود این پیام رو چاپ میکنیم و در غیر این صورت به یوزر خوش آمد می‌گیم در نهایت با استفاده از console.readkey منتظر میمونیم که یوزر کلیدی رو وارد بکنید تا از اپلیکیشن خارج بشیم اپلیکیشنمونو رو بیلد میکنیم و رام میگیریم Please insert your age فرض میکنیم که من 28 سالم باشه به ما ولکام رو میده در صورتی که اگر مثلا من 14 سالم بود می گفت "You are not allowed to continue به من اجازه ادامه رو نمیداد. این استفاده بسیار ساده از جملات شرطی هست برای تمرین کردن میتونید یک اپلیکیشن طراحی بکنید که یوزر یک عدد رو وارد بکنه و اگر اون عدد زوج بود به یوزر چاپ بکنه که این عدد شما زوج هست و اگر فرد بود چاپ بکنه که عدد شما فرد هست این تمرین رو سعی کنید انجام بدین و اگر سوالی داشتید حتما کامنت کنین سوالتون رو و من در اولین فرصت سعی میکنم پاسخ سوال شما رو بدم تو این جلسه میخوایم راجع به جملات سویچ کیس صحبت بکنیم ولی قبل از اینکه وارد سینتکس این جملات بشیم و کاربردشون رو ببینیم یک مثالی رو بر با ایف الس که درس چهارم ما بود برای شما نمایش میدیم فرض بکنید که شما از یوزر میخواید یه عدد رو وارد بکنه و با توجه به اون عدد یک بازی رو برای یوزر توی اپلیکیشن شما ران بکنید فرض بکنید اگر یوزر عدد 10 رو وارد کرد میخواید بازی A رو بازی بکنه اگر یوزر عدد 20 رو وارد کرد بازی B بهش نمایش داده بشه و همینطور برای عدد C بازی C و اگر هیچ کدوم از اینها نبود بازی D این حالت با if else همونطور که توی صفحه میبینید شدنی هست ولی یک مقدار کد شما ناخانا میشه و پر از کلمات if else تکراری هست برای یه چنین شرایطی ما سویچ کیس رو داریم یعنی ما میتونیم متغیرمون رو به عنوان سویچ وریبل در نظر بگیریم یعنی کلمه کلیدی سویچ رو بنویسیم و توی پرانتز اسم متغیرمون رو بنویسیم و بعد کیس های مختلفی که این متغیر میتونه داشته باشه عملیات خودش رو داره مثلا کیس A عملیات مخصوص به خودش رو داره و بعد بریک یعنی دیگه این عملیات که انجام شده از این سویچ کیس خارج بشیم اگر B بود عملیات مخصوص به خودش و کیس های مختلفی میتونیم باز هم زیر این بنویسیم و در نهایت دیفالت یعنی اگر هیچ کدوم از این کیس ها نبود این عملیات رو انجام بده و بعد بریک مثال قبل رو اگر بخوایم با سویچ کیس بنویسیم به این حالت میشه متغیر ما x بود پس می نویسیم سویچ x کیس 10 اگر 10 بود کنسول دات رایت لاین گیم a بازی a و بعد بریک اگر 20 بود گیم b اگر C بود یا کیس C بازی C و بعد بریک دیفالت هم میگه اگر هیچ کدوم از اینها نبود از بازی D استفاده میکنیم سویچ کیس ها باعث میشه برنامه خاناتر بشه و از نوشتن ایف الز های تو در تو هم جلوگیری میشه تو این جلسه میخوایم راجع به نوعی از حلقه ها یا حلقه های وایل و دو وایل صحبت بکنیم اگر شما بخواید یک سری عملیات نه فقط یک بار بلکه به یک تعداد مشخصی انجام بشه به جای تکرار این عملیات توی سطرهای مختلف میتونید از حلقه ها استفاده کنید یکی از انواع حلقه ها حلقه های وایل هست به این صورت که شما میگید تا زمانی که یک شرط وجود داره یعنی وایل این شرط این عملیات رو میخوایم انجام بدیم برای مثال فرض کنین int x مساوی 1 یعنی یک عدد اینتیجر به اسم x رو برابر با 1 قرار میدیم و میگیم تا زمانی که x کوچیک تر از 5 هست مثلا چاپ کنیم x is less than 5 و بعد x++ plus plus یعنی یکی به x اضافه میکنیم پس اگر بخوایم این کد رو تریس بکنیم اینطوری هست که x اول کار مساوی یک هست وارد حلقه وایل میشیم شرط رو چک میکنیم یک کوچکتر از پنج هست بله عملیات رو انجام میده x رو یکی اضافه میکنه x میشه دو پایان حلقه دوباره وارد شرط حلقه میشیم x دو هست کوچکتر از پنج هست بله عملیات انجام میشه یکی به x اضافه میشه دوباره وارد شرط میشیم x 3 هست کوچکتر از 5 هست بله عملیات داخل حلقه انجام میشه یکی به x اضافه میشه x 4 میشه 4 کوچکتر از 5 هست دوباره انجام میشه عملیات و بعد x میشه 5 while x کوچکتر از 5 5 کوچکتر از 5 نیست پس از شرط while خارج میشه به این صورت میتونیم حلقه ها رو داشته باشیم نوع دیگری از حلقه ها حلقه های دو while هستند یعنی اول یک بار حتما عملیات انجام میشه و بعد شرط چک میشه به صورتی که عملیات بعد از اینکه دفعه اول انجام شد وایل شرط چک میشه و اگر شرط برقرار شد عملیات انجام میشه دوباره دوباره شرط چک میشه عملیات شرط تا زمانی که دیگه شرط برقرار نباشه مثال قبل رو میتونیم به این شکل بنویسیم که دو console.writeline x is 5 و بعد x رو پلاس پلاس میکنیم و بعد شرط رو توی وایل چک میکنیم حلقه یه وایل اول از همه شرط رو چک میکنه و بعد عملیات رو در صورت که حلقه یه دو وایل حداقل یک بار عملیات انجام میشه توش و بعد شرط رو چک میکنه حتی اگر شرط برقرار نباشه یک بار عملیات انجام میشه و بعد شروع میشه شرط چک شدن تفاوت اصلی وایل و دو وایل این هست حالا توی یه تیکه از کد ما سعی میکنیم توی محیط مایکروسافت ویژوال استودیو این رو به صورت عملی کار بکنیم خب حالا برای تمرین حلقه های وایل و do while اول یک پروژه جدید رو می نویسیم کنسول اپلیکیشن هست اسمش رو مثلا میذاریم while وایل دو وائل و بعد پروژه رو کرییت می کنیم و سب می کنیم تا سلوشن ما ساخته بشه برای تمرین حلقه های وایل فرض میکنیم از یوزر میخوایم که یک عددی رو وارد بکنه و به اون تعداد برای یوزر ستاره نمایش داده بشه پس اینجا مینویسیم مثلا How many stars do you want to see؟ از یوزر میخوایم که یه تعداد ستاره وارد بکنه و حتما خاطرتون هست که با کنسول dot read line. یه خط داده رو میخوندیم از یوزر و این خط از داده ای که میخونیم ما از نوع استرینگ هست پس داخل یک متغیر استرینگ باید ریخته بشه ولی برای اینکه مستقیم این رو تبدیل کنیم به اینتیجر از کلاس convert تو اینت 32 تابعی هست که استرینگی که اینجا برمیگردونه رو مستقیم به اینتیجر تبدیل میکنه در مورد اینکه این, این خط چطوری دقیقا کار میکنه توی درس توابع به تفصیل توضیح میدیم که تابع چی هست و مقدار ورودی تابع چی هست و خروجی تابع چی هست فقط تو ذهنتون باشه که الان ریدلان یک عدد استرینگ رو میخونه و بعد تو این 32 تبدیلش میکنه به یک اینتیجر این نتیجه رو توی نامبر می نویسیم و حالا میخوایم به این تعداد برای یوزر ستاره چاپ بکنه یک متغیر به اسم x که گام حلقه ما باشه تعریف می کنیم برابر صفر و الان از حلقه وایل استفاده می کنیم تا زمانی که x کوچکتر از نامبر هست چون ایکس رو از صفر شروع کردیم اینجا میگیم تا زمانی که ایکس کوچکتر از نامبر هست از رایت right لاین هم استفاده نمی کنیم چون نمیخوایم توی خط های مختلف بنویسه رایت right لاین توی یک خط می نوشت و بعد وارد خط بعد می شد کرسر ما ما میخوایم پشت سر همین ها رو چاپ بکنه پس یک رایت right معمولی می نویسیم و توی اینجا برای یوزر یک ستاره رو چاپ می کنیم. خاطرتون باشه که گام حلقمون باید اضافه بشه پس x رو پلاس پلاس میکنیم این حلقه رو تریس میکنیم فرض میکنیم که از یوزر میخوایم یک عدد رو وارد بکنه و یوزر عدد دو رو وارد میکنه یعنی دو تا ستاره میخواد روی صفحه ببینه نامبر اول کار دو میشه و مقدار x رو صفر در نظر میگیریم وارد حلقه میشیم صفر کوچکتر از دو هست بله یک ستاره چاپ میکنه یه دونه به x اضافه میکنه x میشه یک یک کوچکتر از دو هست بله ستاره دوم رو چاپ میکنه و x میشه دو دو کوچکتر از دو هست خیر پس از حلقه خارج میشه این کاری بود که حلقه وایل برای ما انجام میداد حالا میخوایم حلقه دو وایل رو تست بکنیم حلقه وایل تا زمانی که شرط برقرار باشه عملیاتش انجام میشه و حتی اگر اول کار شرط برقرار نباشه مثلا عدد صفر رو یوزر اگر وارد کرده بود یعنی هیچ ستاره ای رو نمیخواست چاپ بکنه چون x صفر بود و صفر کوچکتر از صفر به عنوان ورودی نیست پس هیچ ستاره ای چاپ نمیکرد و هیچ وقت وارد حلقه نمیشد ولی بعضی از حلقه ها هست که ما میخوایم حداقل یک بار اجرا بشه الان توی این مثال یه مثالش رو میبینیم و برای اونها نمیتونیم از وایل استفاده کنیم و از دو وایل باید استفاده بکنیم که حداقل یک بار استفاده بشه برای اینکه این دو قسمت کد رو جدا بکنیم با دو تا سلاش کامنت میتونیم ایجاد بکنیم یعنی این خط الان اجرا نمیشه و این دو قسمت رو از هم جدا میکنیم اگر خواستیم متنی بنویسین توضیح بنویسین که اجرا نشه و کد حساب نشه دو تا اسلش و بعد اونجا متنتون رو مثلا کامنتتون رو مینویسین کامپایلر اینو در نظر نمیگیره به هیچ وقتی که داره کامپایل میکنه برنامهتون رو برای تمرین حلقه دو وایل یک مثال داریم که فرض میکنیم یوزر به محض اینکه وارد اپلیکیشن بشه یک پیام واسش چاپ بشه که شما میخوای بازی یک رو انجام بدی یا بازی دو رو انجام بدی و اگر میخوای از برنامه خارج بشی عدد صفر رو وارد کن یوزر یک عدد وارد میکنه اگر بازی یک باشه بازی یک براش اجرا میشه بازی که پایان یافت دوباره از یوزر میخوایم که حالا دوباره یک بازی رو انتخاب بکنه و این دائم تکرار میشه تا زمانی که یوزر عدد صفر رو وارد بکنه و از برنامه خارج بشه پس همونطور که میبینین حتما یک بار باید اجرا بشه که یوزر برای اولین بار حتی اگر نمیخواست هیچ بازی بکنه باید یک بار پیام به یوزر نمایش داده بشه و اگر یوزر هیچ بازی رو نمیخواست عدد صفر رو وارد کنه و اگر هم بازی میخواست که تا زمانی که این بازی رو وارد میکنه بازی براش انجام میشه پس از حلقه دو وایل استفاده میکنیم برای چک کردن شرط حلقه نیاز به یک متغیر داریم اسم متغیرمون رو مثلا میذاریم گیم متغیری هست از نوع اینتیجر و حالا وارد حلقه دو وایلمون میشیم چه عملیاتی میخوایم انجام بدیم؟ اول میخوایم از یوزر بخوایم یک عدد رو وارد بکنه الان چون توی برنامه خط قبلی برنامه ما همونطور که میبینید ستاره رو روی یک خط چاپ میکرد الان این پیام رو هم میشسبونه به یک ستاره و چاپ میکنه ما میخوایم وارد خط بعدی بشیم برای این برنامه پس از یک backslash n استفاده میکنیم backslash ان به یوزر میگه که الان وارد خط بعدی بشه و این پیام رو چاپ بکنه حالا از یوزر میخوایم what game do you wanna play one or two بعد بهش میگیم که please insert zero to exit حالا اگر یوزر صفر رو وارد بکنه از برنامه خارج میشه حالا میخوایم از یوزر بخونیم که چی رو وارد میکنه همونطور که یادتون هست با رید ورودی رو از یوزر میگیریم و چون ورودی استرینگ هست میخوایم کانورتش کنیم به اینت سی پس تبدیلش میکنیم به اینتیجر سی و این مقدار رو میریزیم توی متغیر گیم که بالا تعریف کردیم یک متغیر بالا تعریف کردیم از یوزر یک عدد رو میگیریم چون از نوع no استرینگ هست تبدیلش میکنیم به نوع no انتیجر و میریزیم توی متغیر گیم حالا چک میکنیم اگر گیم مساوی یک بود بازی یک رو رام میکنیم ما چون الان برنامه بازی نداریم در نتیجه واسه یوزر چاپ میکنیم که game1 is selected دقت بکنید که اگر گیم 2 رو اجرا کرد باید دقیقا همین براش اج... اجرا بشه پس یه else میذاریم میگیم اگر گیم مساوی دو بود پس به یوزر میگیم بازی دو سلک شده اگر هیچ کدوم از اینها نبود کاری انجام نمیده اپلیکیشن و فقط شرط رو چک میکنه تا زمانی که گیم نامساوی صفر هست ما میخوایم این حلقه تکرار بشه یک بار تریس میکنیم اول از یوزر میخوایم که یک عدد وارد کنه یک یا دو اگر صفر رو وارد کرد از برنامه خارج میشیم یوزر عددش رو وارد میکنه و ما توی گیم میریزیم اگر یک بود به یوزر میگیم بازی یک انتخاب شده اگر دو بود به یوزر میگیم بازی دو انتخاب شده و بعد حلقه تمام میشه وایل چک میشه وقتی یوزر صفر رو وارد کرد از حلقه خارج میشیم در پایان برنامه هم به رسم همیشه منتظر میمونیم تا یوزر یک دوگمه رو فشار بده تا از برنامه خارج بشیم برنامه رو را میگیریم اول حلقه وایلمون هست که به تعدادش میخوایم ستاره چاپ بکنیم برای یوزر How many stars do you want to see? مثلا فرض کنین 5 ستاره میخواد یوزر ببینه اینتر رو میزنه یک دو سه چهار و 5 ستاره واسه یوزر چاپ میشه حالا میگه که what game do you want to play one or two please insert one to exit فرض کنیم یوزر بازی یک رو میخواد انجام بده game one is selected و دوباره از یوزر میخواد what game do you want to play فرض کنیم این دفعه هم باز بازی یک رو میخواد بازی یک برش اجرا میشه دوباره سوال رو میپرسه فرض کنیم بازی دو رو میخواد دوباره دو بازی یک و حالا دیگه یوزر خسته شده و میخواد از برنامه خارج بشه صفر رو وارد میکنه و از برنامه خارج میشی دیگه این حلقه تکرار نمیشه پس دقت کردید که حلقه ای هست که حتما یک بار اجرا میشه و از اون به بعد بستگی به ورودی یوزر یا تکرار میشه یا از حلقه خارج میشیم توی این جلسه میخوایم راجع به حلقه های فور که مهمترین حلقه ها در زبان برنامه نویسی سی شارپ هستن صحبت بکنیم حلقه فور برای زمانی به کار میرن که شما میخواین یک کاری رو بیشتر از یک بار انجام بدین هم مثل وایل و وایل که توضیح دادیم ولی راحت تر هستن شرط حلقه شروع حلقه و گام حلقه همه توی خط اول نشون داده میشه و بعد عملیات رو میریم جلو سینتکسش به این صورت هست که از کلید واژه فور استفاده میکنیم و بعد داخل پرانتز ابتدا شروع رو مینویسیم یک سمی کالم میذاریم شرط حلقه رو مینویسیم کالم میذاریم و بعد گام حلقه رو مینویسیم و در نهایت داخل کرلی براکت ها عملیاتمون رو مینویسیم مثال سادش به این صورت هست که شما اول یک آی متغیری اینتیجری به اسم آی مساوی صفر در نظر میگیریم و تا زمانی که آی کوچکتر از ده هست عملیات رو انجام میدین و آی رو در نهایت پلاس پلاس بکنیم اگر بخوایم این الگوریتم رو تریس کنیم به این صورت هست که ابتدا آی رو مساوی صفر قرار میده در لحظه شرط رو چک میکنه و بعد وارد عملیات میشه کنسول دات رایت لاین وی آر این لوپ رو چاپ میکنه بلا فاصله وارد گام حلقه میشه یعنی آی رو یکی اضافه میکنه آی میشه یک بعد شرط رو چک میکنه اگر شرط پابرجا بود که الان یک کوچکتر از ده هست دوباره وارد میشه کنسول دات رایت لاین رو اجرا میکنه وارد گام حلقه میشه آی رو دوباره یکی اضافه میکنه و بعد شرط رو چک میکنه پس همیشه روال به این صورت هست که فقط دفعه اول جمله اول که شروع حلقه هست رو اجرا میکنه و بعد شرط رو از دفعه دوم به بعد همیشه گام حلقه اضافه میشه و بعد شرط رو چک میکنه وارد عملیات میشه گام شرط عملیات گام شرط و زمانی که این شرط برقرار نباشه از حلقه فور خارج میشه حالا وارد محیط ماکروسا ویژوال استودیو میشیم و سعی میکنیم حلقه فور رو تو قالب یک مثال توی زبان سی شارپ تمرین بکنیم خب حالا برای تمرین برای حلقه فور اول یک پروژه جدید کرییت میکنیم از نوع C Sharp Application طبق معمول اسم پروژه رو مثلا For Loops میدیم و پروژه رو Create میکنیم تو این پروژه میخوایم از یوزر یک عدد بگیریم و مجموع تمام اعداد زوج قبل از اون عدد رو برای یوزر چاپ بکنیم مثلا اگر یوزر عدد 8 رو به ما داد ما جمع اعداد دو، چهار و 6 رو میخوایم برای یوزر چاپ بکنیم اگر یوزر عدد 9 رو به ما داد به عنوان ورودی ما مجموعه دو، چهار، شیش و هشت رو میخوایم برای یوزر چاپ بکنیم پس جمع تمام اعداد زوج قبل از اون عددی که یوزر وارد میکنه پس اول با استفاده از کنسولات رایت به یوزر این پیام رو میدیم Please insert a number We will give you the sum of previous even numbers. دقت بکنید که حتما پیامی که به یوزر میدین واضح باشه توی برنامه کنسول اپلیکیشن یا حتی اگر برنامه با محیط گرافیکی می مثل مثلا یک WPF اپلیکیشن یا یک وب اپلیکیشن دقت بکنید برنامه تون یوزر فرندلی باشه یوزر وقتی برنامه باز میشه بدونه باید چی کار بکنه و بدونه که چه خروجی قراره از شما بگیره این باعث میشه که سوء تفاهم توی اپلیکیشن شما به وجود نیاد و, و یوزر بتونه به دی از اپلیکیشن شما استفاده بکنه و انتظار بیشتر نداشته باشه و اطلاعات اشتباهی رو هم وارد نکنه ما از یوزر اینجا خواستیم که یک عدد رو وارد بکنه تا مجموع تمام اعداد زوج قبل از اون عدد رو براش چاپ بکنیم پس حالا باید از ورودی یک عدد رو بگیریم همونطور که خاطرتون هست از console. read line استفاده میکنیم و حاصلی که یوزر به ما میده حتما یادتون هست که از نوع استرینگ هست پس ما کانورت میکنیم به اینت 2 و حاصلش رو میخوایم بریزیم توی متغیری از نوع اینتیجر به نام مثلا نامبر یوزر عدد مورد نظرش رو وارد میکنه حالا ما میخوایم شروع کنیم توی یک حلقه فور تمام اعداد زوج قبل از اون رو جمع ببندیم اما قبل از اینکه از حلقه فور استفاده بکنیم یک متغیر نیاز داریم که مجموع این اعداد رو توش ذخیره بکنیم اون متغیر هم از اون اینتیجر هست اسمش رو میذاریم سام مساوی صفر مقدار اولیش صفر هست حالا حلقه فورمون رو می نویسیم. نقطه ابتدایی ما یک متغیری به نام اینت هست که مقدار اولیهش رو دو در نظر میگیریم چون اولین عدد زوجی هست که ما قرار توی سام بره قاعدتا صفر حساب نمیشه چون توی حاصل جمع نمیاد تا کی میخوایم ادامه بدیم شرط ما زمانی هست که آی کوچکتر از نامبری هست که یوزر وارد کرده چون گفتیم اعداد زوج قبل از اون عدد و خود عدد حساب نمیشه و بعد از اون گام حلقه ما حتما دو هست آی رو به اضافه مساوی دو میکنیم چرا دو به خاطر اینکه اول با دو شروع میکنیم اگر آی رو پلاس پلاس بکنیم میشه سه که به درد ما نمیخوره ما میخوایم دو تا دو تا بریم که فقط اعداد زوج رو با هم جمع کنیم و در اینجا سام رو به اضافه مساوی با آی میکنی برای اینکه کد یه مقدار واضحتر بشه من کامل مینویسم مفهوم این جمله چی هست؟ یعنی ما سام که الان صفر هست با آی جمع می کنیم و دوباره میریزیم توی سام یک بار این کد رو تریس می کنیم آی اول کار برابر دو هست نامبری که یوزر وارد میکنه فرض می کنیم عدد هفت باشه اول آی رو دو میکنیم شرط رو چک میکنیم وارد حلقه میشیم یادتون باشه گام حلقه دفعه اول اجرا نمیشه وارد حلقه میشیم سام صفر هست آی دو صفر به اضافه دو میشه دو و میریزیم توی سام وارد گام حلقه میشیم دو تا به آی اضافه میکنیم میشه چهار چهار کوچکتر از هفت هست بله پس سام که قبلا دو بود به اضافه چهار میکنیم میشه شیش و میریزیم توی سام آی چهار بود به اضافه دو میشه شیش شیش کوچکتر از هفت هست بله سام قبلا شیش بود به اضافه آی که شیش هست میکنیم میشه دوازده وارد گام حلقه میشیم دو تا با آی اضافه میکنیم آی میشه هشت هشت کوچکتر از هفت هست خیر پس از حلقه خارج میشیم سام الان قاعدتا عدد دوازده رو داره حالا میخوایم واسه یوزر چاپ بکنیم میگیم console. رایت right لاین و مقدار سام رو برای یوزر چاپ میکنیم طبق معمول سب میکنیم که یوزر یک کلید رو وارد بکنه تا از برنامه خارج بشیم برنامه رو رام میگیریم و طبق مثالمون که عدد 7 رو وارد کردیم و انتظار 12 رو به عنوان خروجی داشتیم این دفعه هم 7 رو وارد میکنیم و بله خروجی برابر دوازده هست برای تمرین من پیشنهاد میکنم یک تمرین یه مقدار سطح بالاتر رو انجام بدید و از یوزر بخواید که یک ایندکس رو برای شما وارد کنه مثلا ایندکس ده و ده عدد فیبوناچی رو برای یوزر چاپ بکنید روی صفحه اگر یوزر عدد 5 رو چاپ کرد طبق سری فیبوناچی 5 عدد اول سری فیبوناچی رو برای یوزر چاپ بکنید طبیعتا باید توی گوگل سرچ بکنید و سری فیبوناچی رو پیدا کنید فرمولش رو پیدا بکنید که فرمول بسیار ساده ای هست و روی یک حلقه فور اون تعداد عددی که یوزر میخواد سری فیبوناچی رو چاپ بکنید توی این جلسه میخوایم راجع به یکی از مهمترین مفاهیم زبان برنامه نویسی سی شارپ و حتی میشه گفت تمام زبانهای برنامه نویسی یعنی دیتا سترکچر ها یا ساختمان داده ها صحبت بکنیم ساختمان داده ها انواع مختلفی دارند و ما تو این جلسه میخوایم راجع به یکی از کاربردی ترین اونها یعنی آرایه ها صحبت بکنیم آرایه ها خونه هایی از حافظه هستند که میتونن تعداد زیادی متغیر از نوع یکسان رو توی خودشون داشته باشن یعنی مثلا ما فرض میکنیم چند رکورد داریم و میخوایم اینها رو کنار هم ذخیره سازی بکنیم از آرایه باید استفاده بکنیم به جای اینکه برای هر کدوم از اونها یه متغیره جدا اختصاص بدیم اینطوری دستبندی میشن کار روی اونها راحت تر میشه و مفهوم وابستگی بین اینها کاملا مشخص میشه مثلا شما فرض کنید که میخواین تعداد کیلومترهایی که در روز پیاده روی میکنید رو یه جا ذخیره بکنید و بعدا از این داده ها استفاده بکنید شما میتونید از روز اول که با ایندکس صفر، مشخص میشه توی خونه اول تعداد کیلومتر های روز اول رو بنویسین، تعداد کیلومتر های روز دوم رو توی ایندکس یک و تا آخر برین جلو و یک یکی داده ها رو بنویسین در نهایت توی یک آرایه تمام داده ها رو دارید. روش معرفی آرایه ها به این شکل هست که شما اول نوع متغیرهایی که داخل آرایه قرار بریزی رو مشخص میکنید مثلا فرض میکنیم میخوایم روزهای هفته رو توی یک آرایه بنویسیم پس میدونیم که روزهای هفته از نوع استرینگ هستن یا از نوع رشته هستن کلمه هستن پس میگیم استرینگ و بعد براکت باز و بسته که نشانه آرایه هست بعد یک اسم باید بهش بدیم یک آیدنتیفایر مثل وریبل های معمولی اسمش رو دیز میذاریم مثلا و بعد نیو استرینگ نیو یعنی یک حافظه توی مموری کامپیوتر بهش باید اختصاص بدیم باید توی زمانی که نیو میکنیم به کامپایلرمون بفهمونیم که چه مقدار حافظه میخوایم برای این آرایه ما در نظر گرفته بشه ما چون از نوع استرینگ هست و هفت روز توی هفته داریم پس میگیم هفت خانه از نوع استرینگ با ظرفیت استرینگ به ما اختصاص بده این روشی هست که میتونیم حافظه بدیم به یک آرایه از نوع آرایه رو می نویسیم به راکت باز و بسته identifier یا اسمش و بعد نیو می کنیم حافظه رو و می از چه نوعی و چه تعدادی اینجا استرینگ داخل براکت هفت حالا میخوایم دونه دونه به خونه ها دسترسی پیدا کنیم و اونها رو پر بکنیم یک راهش این هست که دونه دونه بنویسیم دیز صفر داخل براکت ایندکسش رو می نویسیم یعنی دیز توی خونه صفرش مان بذار یعنی مخفف روز دوشنبه روی دیز یک تی یو ای یا Tuesday مخفف سشنبه Tuesday و الاخر به این شکل میتونیم دونه دونه خونه ها رو پر بکنیم میتونستیم از یک حلقه فور استفاده بکنیم و خونه ها رو پر بکنیم ولی روش های ساده تری هست وقتی که خونه های داخل آرایمون از قبل میدونیم چه اعدادی هستن یا چه مقادیری هستن میتونیم به این روش هایی که اینجا مشخص شده استفاده بکنیم مثلا استرینگ براکت باز و دیز مساوی نیو سترینگ به تعداد هفته و بعد داخل کرلی براکت تمام ولیو هایی که داخل روزهای هفته میخوایم بریزیم رو مشخص بکنیم و با کاما اونها رو از هم جدا بکنیم توی حافظه هفت خونه اختصاص میده و بعد دونه دونه اینها رو میریزه توی اون هفته خونه راه دیگری که وجود داره برای تعریف آرایه ها و مقداردهی اولیه به اونها این هست که همون خط بالا رو بنویسیم ولی دیگه هفت رو ننویسیم چرا به خاطر اینکه داخل کرلی براکت هفت ولیو گذاشتیم که اینجا از نوع استرینگ هستن و کامپایلر خودش تشخیص میده که این تعداد هفت تا هست و نیازی نیست که دیگه عدد هفت رو بنویسید ولی من پیشنهاد میکنم هر وقت که میخواین شما آرایه ای رو مشخص بکنید که از قبل تعداد وریبل های داخلش رو میدونید حتما کامل بنویسید به خاطر اینکه کدتون خواناتر میشه یک راه بسیار ساده تر هم وجود داره که باز هم من پیشنهاد نمی کنم ولی کامپایلر تو زمان کامپایل وقتی شما فقط یک کرلی براکت باز کنید و یه تعدادی از وریبل از نوع یکسان حتما دقت بکنید توی آرایه ها باید نوعشون یکسان باشه بنویسین داخلش با کاما اونها رو از هم جدا بکنین و بعد کرلی برکت رو ببندید خود کامپایلر اول نوعش رو تشخیص میده اینجا تشخیص میده که از نوع استرینگ هست و بعد تعدادش رو میشماره هفت هست پس خودش میفهمه که باید از نوع استرینگ هفت خونه اختصاص بده و بعد این مقادیر رو بریزه داخلش ولی باز هم تکرار میکنم برای اینکه کدتون خواناتر بشه نوع بالایی رو استفاده کنید یعنی نیو سترینگ هفت و بعد داخل کرلی براکت ها روزهای هفته رو با کاما از هم جدا کنید و بنویسید حاصل این آرایه به این شکل خواهد بود وقتی که تعریف کردید با هر یکی از روش هایی که گفتیم تعریف کردید یک مجموعه از خونه های حافظه بهش اختصاص میده اینها با ایندکس های 0 تا 6 قابل دسترسی هستند و مقادیر داخلشون یا ولیو هایی که داخل این خونه های حافظه هستند به ترتیب ماندی توزدی Wednesday, Thursday, فرایدی Saturday و ساندی مخفف این کلمات هست روی آرایه ها میتونیم کارهای مختلفی انجام بدیم ولی نیاز که الان همه اونها رو من به تفصیل توضیح بدم میتونید توی سایت MSN تمام کارهایی که میتونید روی آرایه ها انجام بدین رو مطالعه بکنید من کاربردی ترین هاش رو الان اینجا میگم فرض کنید که ما با استفاده از استرینگ برکت باز و بسته دیز نیو استرینگ هفت روزهای هفته رو ریختیم توش حالا میخوایم به یکی از روزهای هفته دسترسی پیدا بکنیم و اونو بریزیم توی متغیر دیگه به اسم دی میدونیم که از اون استرینگ هستن پس متغیرمون هم از اون استرینگ باید باشه یک متغیر به اسم دی معرفی میکنیم و بعد دی سه دقت بکنید ایندکس ها حتما از صفر شروع میشن توی آرایه ها صفر یک دو سه ماندی تیوزدی ونزدی ترزدی پس پنج شنبه میریزه توی, توی متغیر دی میتونید تعداد خونه های این آرایه را بشمرید کاونت مساوی دیز دات چون تعداد از نوع اینتیجر هست پس متغیر کانت از نوع اینتیجر تعریف میکنیم و کلمه length property هست که حالا بعدا راجع به property توی درس کلاس ها صحبت میکنیم ولی اینجا فقط بدونید که وقتی یک آرایه دارین با dot و بعد از اون length میتونید طول اون آرایه رو داشته باشین شما میتونید داخل خونه های آرایه ایتریت بکنید و دونه دونه به مقادیرش دسترسی پیدا کنید اونا رو تغییر بدید یا حتی چاپ بکنید یا حتی پر بکنید به این صورت که میگین آی از صفر چون ایندکس حتما از صفر شروع میشه توی حلقه فور آی از صفر تا آی کوچکتر از days.length که اینجا 7 هست یعنی آی صفر یک دو سه چار پنج رو در بر نمیگیره چون گفتیم آی کوچکتر از length باید باشه حتما و آی رو پلاس پلاس میکنیم به عنوان گام حلقه و داخل این حلقه دونه دونه وقتی آی میره جلو دیز آی رو چاپ میکنیم یعنی اول دیز صفر که بشه ماندی دیز یک که بشه تیوزدی و الاخر تا دیز سیکس چاپ میشه حالا میریم توی محیط و ویژوال استودیو و توی زبان سی شارپ سعی میکنیم آرایه ها رو بیشتر تمرین کنیم خب حالا برای تمرین آرایی ها یک پروژه کریت میکنیم از نوع کنسول اپلیکیشن اسمش رو مثلا میذاریم arrays ساب میکنیم تا سلوشن پروژه کرییت بشه توسط مایکروسافت ویژوال استودیو و برای تمرین آرایه ها میخوایم یک مثال بسیار ساده رو انجام بدیم میخوایم ده عدد اول زوج رو توی یک آرایه بنویسیم یعنی 0 2 4 6 8 10 12 14 16 و 18 ده عدد اول زوج رو بریزیم توی یک آرایه و بعد اونها رو از آخر به اول چاپ بکنیم همونطور که خاطرتون هست اول از همه باید یک آرایه تعریف بکنیم و چون عدد زوج از نوع اینتیجر هستند پس میگیم از نوع اینتیجر نماد آرایه اسمش رو میذاریم مثلا even numbers بعد حافظه بهش اختصاص بدیم نیو میکنیم از نوع اینتیجر و میخوایم ده عدد اول زوج رو توش برزیم پس سایز ده حالا میخوایم پرشون بکنیم طبیعتا از یک حلقه فور استفاده میکنیم الان یک کد سنیپت بهتون یاد میدم که یکم کار سریعتر تر میشه شما اگر فقط بنویسین فور و دو بار دکمه تب رو بزنید استراکچر کلی حلقه فور برای شما نمایش داده میشه حالا میتونین راحت متغیرها رو تعیین بکنی اینجا مثلا همون آی طول آرایه میخوایم تا 10 تا باشه پس تا زمانی که آی کوچکتر از 10 هست چون از صفر شروع شده حالا میخوایم اعداد زوج رو بریزیم توی ایون نامبرز از ایندکس صفر هم قادرتا شروع میکنیم پس میگیم even نامبرز آی چون آی الان مساوی صفر هست مساوی با آی ضرب در دو به این صورت وقتی آی صفر باشه صفر رو میریزه وقتی آی یک باشه دو رو میریزه وقتی آی دو باشه چهار رو میریزه سه باشه شیش رو میریزه پس صفر دو چهار شیش و به این ترتیب ده عدد زوج اول رو میریزیم توی ایون numbers حالا میخوایم اونها رو چاپ بکنیم ولی میخوایم از آخر به اول اینها رو چاپ بکنیم چه کار باید بکنیم؟ یک حلقه فور دیگه در نظر میگیریم از همون کد سنیپت استفاده میکنیم که سری بره جلو یک موضوع به نام اسکوپ مطرح هست توی جلسه مفصل راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد ولی بدونید که شما وقتی از یک متغیر داخل یک بلاک داده استفاده می کنید داخل اون بلاک نمیتونید اون متغیر رو دوباره تعریف بکنید الان فاصله بین این دو کروشه یک بلاک از داده هستند داخل این فور میشه یک بلاک از داده پس متغیرهایی که داخل این فور هستند متفاوت هستند از متغیرهای داخل این فور یعنی اسکوپ متغیرهای اینجا به همینجا اختصاص دارن فقط و اینجا دیگه قابل دسترس نیستن یعنی ما مثلا ایون نامبر رو داخل این اسکوپ معرفی کردیم پس در طول کل این باز قابل دسترس هست ولی آی رو داخل اسکوپ فور اینجا معرفی کردیم پس اینجا اگر آی رو بخوایم بنویسیم و مساوی ده قرار بدیم الان ببینید آی رو نمیشنسه اینت رو به ما پیشنهاد میده و ما فرض کنیم اینت رو نمیخوایم واقعا خود آی رو میخوایم به ما ارور میده و میگه که the name I does not exist in the current context. میگه I توی این کانتکسی که الان ما هستیم وجود نداره. چون I داخل این حلقه فور فقط معرفی شده. پس ما میتونیم از این I داخل حلقه فور بعدیمون هم استفاده بکنیم. چون اینجا تعریف شده و بعد تموم شده. و میتونیم در ادامه هم استفاده بکنیم توی حلقه. ولی اگر اینجا int I رو تعریف بکنیم. این دوتا به ما ارور میده چون میگه توی بلاک اصلی ما آی تعریف شده دیگه شما نمیتونین اینو تکرار بکنید اینجا ببینید ارورش میگه A local or parameter name آی cannot be declared in this scope because the name is used این استفاده شده این ان enclosing local اسکوپ توی یک لوکال اسکوپی که در برگیرنده ی این تیکه کد ما هست قبلا استفاده شده این های پس دقت بکنید مفهوم اسکوپ رو بعدا باز به تفصیل در موردش توضیح میدم پس این آی اینجا معنی میده و در پایان این حلقه این آی از بین میره پس ما میتونیم دوباره متغیر جدید آی داخل این حلقه فور درست کنیم و میخوایم این متغیر آی از ایندکس آخر شروع بشه پس شروع ما خاطرتون هست که لنک طول آرایه رو میده طول آرایه ما الان ایون نامبرز ده هست ولی ایندکس های ما از صفر تا نه هست همونطور که خاطرتون هست پس طول آرایی من های یک یعنی آرایی ما که ده هست طولش از ایندکس نه شروع میکنیم تا زمانی که آی و بزرگتر و مساوی صفر هست ما میخوایم این کار رو ادامه بدیم به خاطر اینکه از ایندکس نه شروع میکنیم تا ایندکس صفر میخوایم بیایم و آی رو ماینس ماینس میکنیم یعنی اول آی نه هست بزرگتر و مساوی صفر هست پس میریم داخل حلقه حلقه که پایان یافت استپ حلقه آی رو یک کم میکنیم آی میشه هشت بزرگتر و مساوی صفر هست داخل حلقه هفت ادامه پیدا میکنه صفر هم ادامه پیدا میکنه منهای یک که شد آی از حلقه میاد بیرون میخوایم چه کار بکنیم کنسول even رایت لاین آی رو میخوایم چاپ بکنیم به رسم همیشه سب میکنیم که یوزر یک کلید رو وارد بکنه تا از برنامه خارج بشه برنامه رو رام میگیریم ده عدد زوجی که از آخر به اول چاپ شده برای ما سعی کنید حلقای فور رو خوب تمرین بکنید آرایه ها رو خوب تمرین بکنید به خاطر اینکه این دوتا بسیار تو زبان سی شارپ کار بردی برای مثال همونطور که خاطرتون هست با حلقای فور سری فیبوناچی رو شما تولید کردید توی تمرین حالا سعی کنید 20 عدد اول فیبوناچی رو از آخر به اول چاپ بکنید تو این جلسه میخوایم راجع به مهمترین ساختمان داده توی زبان سی شارپ یعنی لیست صحبت بکنیم. لیست ها شبیه آرایه ها هستند همونطور که خاطرتون هست توی درس قبلی در مورد آرایه ها گفتیم که آرایه ها مجموعه ای از وریبل ها هستند که یک نوع مشترک دارند و برای دستبندی داده ها به کار میرن لیست ها تفاوت زیادی با آرایه ها دارن از این لحاظ که آرایه ها ثابت هستن شما از قبل باید بدونید که چه تعداد داده میخواید بریزین توشون ولی لیست رو به صورت داینامیک میتونین داده بهش اضافه بکنید یا از اون کم بکنید پس آیتم های پویایی دارن و میتونید در طول برنامه به اعضای یک لیست اضافه بکنید یا از اونها کم بکنید سینتکس تعریف لیست ها به این شکل هست که شما اول کلید واژه لیست رو می نویسید. لیست از کلاس لیست هست وقتی که کلاس ها رو خوندیم بیشتر این مفهوم برای شما جا میافته. داخل علامت کوچکتر و بزرگتر نوع داده هایی که داخل لیست قرار, قرار بگیرند رو می نویسین قاعدتا همه آیتم های داخل لیست باید از یک نوع باشند. اینجا برای مثال نوع اینتیجر در نظر می گیریم و بعد نام لیستمون که اینجا سکورز هست در نظر میگیریم. بعد کلید واژه نیو که حافظه بهش اختصاص بده و بعد مثل قبل لیست داخل کوچکتر و بزرگتر نوعش و بعد پرانتز باز و بسته این نشان کانستراکتر از کلاس لیست هست که وقتی کلاس ها رو خوندیم میفهمیم کانستراکتر چی هست شما فعلا این سینتکس رو حفظ بکنید و برای ساختن یک لیست جدید از این سینتکس استفاده بکنید ایندکس توی لیست ها دقیقا مثل ایندکس توی آرایه ها هست از صفر شروع میشه برای اد کردن آیتم به لیست از تابع اد از کلاس لیست استفاده میکنیم در مورد توابع توی درس 11 به طور مفصل صحبت خواهیم کرد فقط بدونید که اد یک تابع هست الان تابع رو در نظر بگیرید که یک دستگاه هست که یک ورودی رو میگیره و برای ما یک عملیاتی رو انجام میده الان به عنوان ورودی که داخل پرانتز نشون میدیم ورودی یک تابه رو 18 رو گرفته و 18 رو اد میکنه به لیست لیست ما خالی هست پس 18 قرار میگیره توی ایندکس صفر توی مثال بعدی عدد 15 رو به این لیست اضافه میکنیم همونطور که میبینید لیست ما دو تا آیتم داره الان توی ایندکس صفر عدد 18 و توی ایندکس یک عدد 15 اگر 25 رو اد کنیم میره توی ایندکس 2 و 18 دیگه ای اد بکنیم میره توی ایندکس 3 13 رو اد میکنیم توی ایندکس 4 حالا میخوایم یک داده رو بین 15 و 25 اد بکنیم یعنی اگر بخوایم بعد از 15 حد بکنیم ایندکس 15 یک هست پس توی ایندکس دو بعد بکنیم این کار رو به هیچ عنوان توی آرایه ها نمیتونستیم انجام بدیم چون توی آرایه ها ایندکس ها فیکس هستن و نمیتونیم شیفت انجام بدیم اگر بخوایم شیفت انجام بدیم باید یه سری پیاده سازی ها رو انجام بدیم و حتما یه دونه رو از دست میدیم اگر یه دونه دیگه بخوایم اضافه بکنیم و سایزشون هم فیکس هستن ولی توی لیست ها به راحتی این کار رو میتونیم با استفاده از تابع اینسرت انجام بدیم تابع این سرت دو تا پارامتر ورودی میگیره باز هم توی تابع ها در مورد پارامترها صحبت می کنیم فقط اینجا بدونید که اگر بخواید آیتمی رو به یک لیست اد بکنید اول باید ایندکس اون جایی که میخواید آیتم رو اد بکنید وارد بکنید و با یک کاما اون مقداری که میخواید الان اینجا توی ایندکس دو عدد پنجاه رو میخوایم اد بکنیم پس ایندکس صفر که 18 بود ایندکس یک 15 ایندکس دو میشه 50 و بعد اعداد بعدی که قبلا توی لیست بود بعد از 15 بود بعد از 50 شیفت میشن یک ایندکس به جلو یعنی 25 توی ایندکس 3 قرار میگیره 18 توی ایندکس 4 و 13 توی ایندکس 5 یکی دیگه از قابلیت های لیست ها اینه که شما میتونید یک ایندکس بدید و عدد یا مقداری که داخل اون ایندکس هست رو پاک بکنید با استفاده از تابع ریموو ات و بعد ایندکس چهار الان ایندکس چهار ما 18, 15, 50, 25 و 18 ایندکس چهار ما 18 دوم هست و با remove ات چهار 18 پاک میشه و بعد از 25, 13 قرار میگیره شما میتونید مقدار رو پاک بکنید یعنی بگین از صفر شروع کن برو جلو و هر موقع که عدد 15 رو دیدی پاک کن پس تابع ریموف یک مقدار رو به عنوان آرگومان ورودی میگیره و بعد اولین بار که از ایندکس صفر شروع کنه و این مقدار رو ببینه پاک میکنه scores.contains بررسی میکنه که آیا 25 وجود داره یا نه من یک مقدار رو برمیگردونه به ما این تابع خروجی داره تابع کانتینز و به ما میگه ترو هست این قضیه یا فالس اگر 25 داخل سکورز بود ترو رو به ما برمیگردونه. اگر نبود فالس رو برمیگردونه. پس میخوایم خروجیش رو بریزیم توی یک متغیر یه متغیر بولیان تعریف میکنیم چون ترو یا فالس هست به اسم چک هر اسمی میتونه داشته باشه و خروجی scores.contains رو میریزیم توی این متغیر اینجا true رو برمیگردونه به خاطر اینکه توی ایندکس دو ما 25 رو داریم یک کاربرد دیگه توی لیست ها count هست شما میتونید همون کاربرد length توی آرایه رو توی لیست ها داشته باشید length توی آرایه ها طول آرایه رو به ما میداد اینجا count طول لیست رو به ما میده تعداد آیتم های داخل لیست رو که اینجا چهار آیتم وجود داره شما میتونید ایندکس یک مقدار رو پیدا بکنید توی اینجا ایندکس آف 50 ایندکس آف 50 ایندکس اولین باری که از صفر شروع میکنه و 50 رو پیدا میکنه به شما برمیگردونه الان 18 صفر هست یک و این چون آرگومان ورودی هم 50 هست یک رو به ما برمیگردونه شما میتونید دونه دونه به هر کدوم از خونه های لیست با استفاده از ایندکسشون دسترسی داشته باشید یعنی اینجا مثلا سکورز صفر رو میدیم 11 11 رو جایگزین میکنه با 18 و حاصلش همین هست که میبینید 11, 50, 25, 13 و در نهایت شما میتونید تمام لیست رو کلیر بکنید یا ریست بکنید و بعد اگر خواستید داده های دیگری بهش اضافه بکنید با استفاده از تابع کلیر شما میتونید لیستتون رو پاک بکنید توابع بسیار زیادی وجود داره در مورد لیست ها اینجا کاربردی ترین هاش رو سعی کردیم بررسی بکنیم برای توضیحات بیشتر میتونید به سایت MSN مراجعه کنید و در مورد لیست ها تمام توابع موجودشون رو ببینید و هر کدوم که نیاز داشتید حفظ بکنید باهاشون تمرین انجام بدید تا زمانی که ملکه ذهنتون بشه تمرین بیشتر راجع به لیست ها رو میذاریم وقتی که توابع و کلاس ها رو خوندیم چون اونجا میتونیم از لیست ها به صورت بهینه استفاده بکنیم مفهوم توابع رو یاد بگیریم و بعد بتونیم برنامه های جوندارتری رو با استفاده از توابع و لیست ها بنویسیم تو این جلسه میخوایم راجع به سترینگ ها صحبت بکنیم یا رشته ها مجموعه ای از کاراکترها هستند مثل یک کلمه مثل یک جمله و یا یک متن کاملی که به صورت تکست هست نوشتاری هست و ما استرینگ ها را چطوری میتونیم تولید بکنیم و تعریفشون بکنیم سینتکس استرینگ ها به این صورت هست که اول از کلید واژه استرینگ استفاده میکنیم و بعد آیدنتیفایر مثلا گریتینگ یا احوالپرسی پرسی و مقدار دهی اولیه میتونیم بکنیم میتونیم اول کار بدون مقدار اینا رو در نظر بگیریم و سمی کالم در نظر بگیریم در اینجا ما میخوایم مقدار هلو رو بریزیم توی گریتینگ و دقت کنید که یه دونه اسپیس هم گذاشتیم بعد از هلو حتما باید رشته ها داخل دابل کوتیشن باشند بعضی وقتا میتونید داخل سینگل کوت هم بذارین کاراکتر ها رو اگر یه دونه کاراکتر بود ولی بهتره که دقت کنین برای استرینگ ها همیشه از دابل کوتیشن استفاده بکنید یک استرینگ دیگه به نام نیم هم در نظر میگیریم الکس و اون هم در دابل کوتیشن میذاریم حالا میخوایم کارهایی رو که میتونیم بر روی استرینگ ها انجام بدیم با هم بررسی بکنیم طبیعتا توابعی که روی استرینگ ها میتونه پیاده سازی بشه بسیار زیاد هستن ولی ما اونهایی که بیشتر از همه کاربرد دارن رو اینجا بررسی میکنیم یکی از این عملیات عملیات length هست چون greeting از کلاس استرینگ هست کلاس استرینگ میاد آرایه ها رو implement میکنه پیاده سازی میکنه و شما در نظر بگیرید که یک استرینگ یک آرایه ای هست از کاراکترها همونطور که خاطرتون هست آرایه مجموعی از variable ها بود و الان فرض بکنید مثلا name یک آرایه هست که توی ایندکس اولش A هست توی ایندکس دومش L توی ایندکس سومش ای e و توی ایندکس چهارمش X پس شما میتونین لنگتش رو یا طولش رو اینجا داشته باشین که مثلا واسه گریتینگ لنگت 6 میخوره یعنی H, E, L, L, O و اسپیس که جمعا میشه 6 کاراکتر پس شما میتونید طول یه استرینگ رو با استفاده از لنگت یعنی تعداد کاراکترهاش رو به دست بیارید کار بعدی که میتونید بکنید تریم هست تریم یک تابعی هست که روی کلاس استرینگ سوار هست و میتونید با استفاده از اون اسپیس های قبل و بعد رو توی یک رشته پاک بکنید یعنی الان اگر روی گریتینگ تریم رو اجرا بکنیم اون اسپیس بعد از هلو پاک میشه و فقط پنج تا کاراکتر میمونه H E L L و او کار دیگه ای که میتونید روی استرینگ ها انجام بدین عملیات تو لوور هست تابع تو لوور یعنی همه رو به لوور کیس تبدیل میکنه یعنی به حروف کوچک اینجا اگر دقت بکنید هلو اچش بزرگ بود الان تبدیل شده به اچ کوچیک تو آپر همین کار رو برعکس انجام میده یعنی همه رو به آپر کیس تبدیل میکنه الان هلو با همه ی حروف بزرگ نوشته شده شما میتونین استرینگ های مختلف رو با هم کانکیتونیت بکنید یعنی مثلا یه استرینگ جدید بسازیم که از گریتینگ به اضافه نیم تشکیل شده گریتینگمون hello بود به اضافه space بعدش به اضافه نیم که بکنیم میشه hello space Alex همینطور که رو بروش نوشته شده حاصل گریتینگ به اضافه نیم راه دیگری که میتونین دقیقا همین عملیات رو انجام بدین با استفاده از تابع کانکت هست که مخفف کانکیتنیتینگ یا ادغام کردن دوتا المان هست اینجا از تابع کانکت استفاده میکنیم و آرگومان اول گریتینگ و آرگومان دوم نیم به ترتیب نیم رو میذار انتهای گریتینگ الان فول گریتینگ و فول گریتینگ دو با هم برابر هستن شما میتونید به کاراکترهای داخل این استرینگ دونه دونه دسترسی داشته باشین همونطور که بهتون گفتم استرینگ یک کلاس هست که از نوع آرایه پیاده سازی شده و شما میتونید دونه دونه به کاراکترهاش دسترسی داشته باشین یعنی گریتینگ صفر اچ بزرگ هست یعنی ایندکس زیروی آرایه گریتینگ شما میتونید ایندکس یک حرف رو پیدا بکنید اینجا index of L میگرده توی greeting اولین ال رو پیدا میکنه H0 هست E1 هست و ال 2 اولین L رو پیدا میکنه و ایندکسش رو برمیگردونه شما حتی میتونستید ایندکس یک کلمه رو به طور کامل پیدا بکنید یعنی مثلا توی فول گریتینگ اگر میگفتید ایندکس فول گریتینگ دات ایندکس اف الکس اولین جایی که الکس رو پیدا میکرد یعنی h 0 e یک l دو l بعدی سه o چهار اسپیس پنج و 6 میشد ای شروع الکس چک میکرد اگر کل الکس تکرار میشد 6 رو به شما برمیگردوند شما میتونید استرینگ ها رو بشکنین به تیک های کوچیک با استفاده از ساب سترینگ توی ساب سترینگ اول استارت ایندکس رو بهش میدین به عنوان آرگومان اول و توی آرگومان دوم طول تعداد کاراکترها رو بهش میگید مثلا الان توی این مثال توی فول گریتینگ که هلو الکس بود ساب استرینگ از 6 به طول 4 رو میخوایم. 0 h هست ای 1 l l 2 و 3 o 4 اسپیس 5 پس ایندکس 6 به a الکس اشاره میکنه و طول 4 یعنی a l e x پس الکس رو برای ما برمیگردونه الکس رو از این رشته جدا کرد و برای ما چاپ کرد شما میتونید با استفاده از کاراکترهای خاص رشتهتون رو جذاب بکنین کارهایی که میخوان انجام بدین مثل تب ها مثل اینتر یا کارهای دیگر رو انجام بدین الان توی مثال فول گریتینگ 3 ما گریتینگ رو به اضافه یه دونه بک t تی میکنیم بک سلش تی یعنی تب یعنی با توجه به کانفیگ سیستمتون چهار تا اسپیس یا 8 تا اسپیس میره جلو به اضافه یک دابل کوتیشن اگر دقت بکنید دابل کوتیشن از قبل تعریف شده هست و برای اینکه رشته پایان پیدا کنه یا شروع بشه ازش استفاده میشه اگر خود دابل کوتیشن رو بخواید مد نظرتون باشه و توی رشته داشته باشید باید بهش بفهمونید که از این کاراکتر خواست نه به عنوان کار برده باز کردن و بستن رشته بلکه خودش رو نیاز دارم داخل رشته باشه پس باید از بک سلش قبلش استفاده بکنیم که بفهمونید به کامپایلر این یه کاراکتر خاص هست پس یک بک سلش میذاریم و بعد دابل کوتیشن رو می نویسین بعد نیم رو مینویسین و چون میخواید این نیم رو دوباره دابل کوتیشنش رو ببندید یه دابل کوتیشن دیگه با بک مشخص مشخص میکنید همونطور که می بینید یه هلو چاپ میکنه به اندازه تب اسپیس میذاره دابل کوتیشن داریم الکس و دوباره دابل کوتیشن حالا فرض کنید میخواستیم تمام این رشته رو که چاپ کرد خط بعد احوال پرسی انجام بده یعنی مثلا How are you؟ توی فول گریتینگ چهار فول گریتینگ سه رو که قبلا تولید کردیم میذاریم یه بک n بهش اضافه میکنیم یعنی برو خط بعد و بعد How are you؟ حاصلش همینطور که میبینین Hello با تب بعد Alex خط بعد How are you چاپ میشه این کارهای اساسی بود که روی رشته ها میتونین انجام بدین طبیعتا کارهای بیشتری وجود داره میتونین از سایت MSN توابعی که میتونید روی رشته ها پیاده سازی کنین و اعمال بکنید رو پیدا بکنید و اونها رو تمرین بکنید وقتی که توابع رو یاد گرفتیم مثال های جوندارتری رو از زبان برنامه نویسی C شارپ دنبال خواهیم کرد جلسه آینده در مورد توابع هست شاید یکی از مهمترین دروس زبان برنامه نویسی شارپ هست امیدوارم که این ج... کلاس ها رو دنبال بکنید و بتونید یک سی شارپ پروگرامر ماهر بشید توی این جلسه میخوایم راجب به توابع صحبت بکنیم توابع توی زبانهای مختلف برنامه نویسی به اسم method یا فانکشن معرفی میشن و کاربرد بسیار زیادی دارن و برای منظم کردن برنامه ای ما استفاده میشن تاب رو میتونیم به عنوان یک ماشین در نظر بگیرید مثلا به عنوان یک چرخ گوش در نظر بگیرید یا یک دستگاه در نظر بگیرید که یک سری ورودی میگیره یک سری عملیات رو روی اونها انجام میده و به شما یک خروجی میده انواع مختلف تابه وجود داره و سینتکس های مختلفی دارن ولی یک سینتکس کلی برای توابه وجود داره به این صورت که اول ما یک اکسس سپسیفایر داریم که توی کلاس ها وقتی در مورد کلاس ها و آبجکت اورینتد پروگرامینگ صحبت کردیم بیشتر در مورد این موضوع توضیح میدیم فعلا همه رو پابلیک در نظر میگیریم تا برسیم به بحث کلاس ها پابلیک یعنی همه میتونن توی برنامه ما از این تابه استفاده بکنن چیزای مهمی که توی تابع مهم هست یکی ریترن تایپش هست که قرار این تابع بعد از انجام عملیات چی به ما برگردونه از چه نوعی از نوع اینتیجر هست استرینگ هست دابل هست بولیان هست چی قراره به ما برگردونه این نوع اون ریترن تایپ رو به ما مشخص میکنه بعد متد نیم هست که اسم تابه رو باید اینجا بنویسیم و در نهایت توی پرانتز های باز و بسته پارامتر های ورودی یعنی این تابه قراره از چه پارامتر های استفاده کنه که یک سری عملیات رو انجام بده انواع مختلفی ما میتونیم با این ریترن تایپ ها و پارامترها بازی بکنیم و حالت های مختلف تابع رو میتونیم داشته باشیم سه نوع اصلیش رو اینجا بهتون میگم و بعد توی تمرین هایی که انجام میدیم انواع مختلفی رو باز هم بررسی میکنیم نوع اول توابعی هستن که نه ورودی میگیرن و نه خروجی یعنی نه ریترن تایپ دارن و نه پارامتر دارن و فقط یک سری عملیات رو میخوایم برای ما انجام بدن اول اکسس اسپسیفایر رو مشخص میکنیم پابلیک یعنی همه میتونن از این تابع استفاده بکنن بعد این مفهوم رو توی کلاس ها توضیح میدیم بعد ریترن تایپ رو از نوع ووید در نظر میگیریم ووید یعنی هیچی بر نمیگردونه بعد اسم تابع مثلا اینجا پرینت گریتینگز یعنی قراره یک احوال پرسی رو فقط چاپ بکنه و بعد پرانتز باز و بسته هیچ پارامتر ورودی هم بهش نمیدیم کار این تابع چی هست؟ لاین هلو در یعنی فقط یک هلودر رو چاپ میکنه بر روی صفحه نمایشگر ما حالا چطوری ما میتونیم از این تابع استفاده بکنیم همونطور که خاطرتون هست توی کلاس پروگرام یک تابع مین داشتیم که نقطه شروع برنامه ای ما بود فرض کنید داخل این تابع مین ما فقط می نویسیم print greetings پرانتز باز و بسته سمیکالم یعنی اسم تابع رو می نویسیم و یک پرانتز باز و بسته خالی می گیریم و بعد سمیکالم رو میذاریم همین باعث میشه که تابع صدا زده بشه و عملیات داخل تابع انجام بشه عملیت داخل تابع هم که یک رشته رو قرار بود برای ما چاپ بکنه پس شما آتپودی که میبینین حاصل اجرای این برنامه این تیکه این مین برنامه این هست که روی صفحه نمایش Hello there چاپ میشه نوع دیگه ای از توابه توابه ای که مقدار برگشتی ندارند ولی پارامترهای ورودی دارند الان توی این مثال از نوع پابلیک مقدار برگشتی وید هست یعنی قرار نیست ریترنی داشته باشیم و بعد اسم تاب پرینت گریتینگز هست و دو تا پارامتر ورودی میگیره هر دو پارامتر ورودی از نوع استرینگ هستند پس ما باید نوع پارامتر ها رو مشخص بکنیم که یوزر اگر اشتباه وارد کرد ارور بده بهش هر دو نوع پارامتری که قرار بگیریم از نوع استرینگ هستند رو اسمش رو میذاریم first name و یکیش last name این اسم ها مهم نیستن و نیاز نیست دقیقا همین ها توی برنامه استفاده بشن فقط برای اینکه داخل تا بدونیم از چه اسم ورودی ما چی بوده از این اسم ها استفاده میکنیم پس یک first name و last name هر دو از نوع no استرینگ رو وارد میکنیم و بعد عملیات داخل تابه print greetings یک استرینگ دیگر رو به اسم greetings می سازه و بعد یک hello space first name رو آخرش اضافه میکنه بعد یک space و بعد last name رو آخرش اضافه میکنه و در نهایت روی صفحه مانیتور اسم و فامیل رو به همراه یک hello قبلش چاپ میکنه چطور این تابع رو صدا میزنیم؟ فرض کنیم داخل تابع مین برای شخصی به اسم الکس براون میخوایم این رو صدا بزنیم پس اسم تابع رو می نویسیم print greetings و بعد آرگومان اول یا پارامتر اول یک رشته هست اینجا Alex رو داخل دابل کوتیشن به عنوان رشته به عنوان ورودی میدیم و بعد یک رشته دیگه بعد از کاما که براون مثلا فامیلش هست وارد میکنیم و بعد با اجرای این تابع حاصل خروجی ما Hello Alex Brown هست که پایین میبینیم نوع دیگری از توابع توابعی هستن که هم مقدار برگشتی دارن و هم پارامتر ورودی تو این مثال اول اکسس سپسیفایرش رو از نوع پابلیک در نظر گرفتیم قرار مقدار برگشتیشون از نوع اینتیجر باشن پس یک عدد رو میخواد به ما برگردونه و بعد اسم تابع add numbers دقت بکنید که اسم تابعی که انتخاب بکنین گویای عملیاتی باشه که اون تابع قراره انجام بده add numbers طبیعتا قرار دو تا عدد رو با هم جمع بکنه پس دو تا ورودی میگیره هر دو از نوع اینتیجر هستند A و B و بعد داخلش یک نوع یک اینتیجر دیگه به اسم C میگیره و حاصل جمع A و B رو میریزه توی C و بعد کلید واژه ریترن رو داریم ریترن یعنی برگشت دادن قرار C رو برگردونه این تابه دقت بکنین چیزی که روبروی ریترن می نوعش با اون ریترن تایپی که بالا توی سیگنچر تابه نوشتیم یکی باید باشه حتما پس الان متغیر سی رو بر میگردن. چطوری از این تابع استفاده میکنیم توی تابع سدی که مین یک عدد رو به عنوان عدد اول انتخاب میکنیم فرست نامبر از دو انتیجر برابر ده و یک عدد دیگه سیکن نامبر از دو انتیجر برابر پونزده حالا میخوایم جمع این دوتا رو حساب بکنیم همونطور که خاطرتون هست تابع اد نامبرز مقدار برگشتی داره پس ما باید یک متغیر تعریف بکنیم و این مقدار برگشتی رو توی اون متغیر بریزیم به این شکل که میدونیم مقدار برگشتی اد نامبرز اینتیجر هست پس از نوع اینت یک عددی به اسم n مثلا معرفی میکنیم و بعد مساوی اد نامبرز قرار میدیم اد نامبرز میدیم که دو تا پارامتر ورودی میگیره حتما هم باید از نوع اینتیجر باشن اینجا فرست نامبر و سکند نامبر رو وارد میکنیم بازم توضیح میدم این اسم هایی که اینجا نوشتیم فرست نامبر و سکند نامبر نیازیست دقیقا همون ای و بی باشه که اون بالا نوشتیم اون بالا توی سیگنچر چیزی که مهم هست این هست که پارامتر های ورودی ما هر دو از نوع اینتیجر باشن و یک اسمی قرار دادی همون بالا می نویسیم که داخل تابع از اون استفاده بکنیم ولی بیرون تابع هر اسم دیگه ای میتونه وجود داشته باشه وقتی به این خط اد نامبرز میرسه برنامه ای ما میره بالا تابع رو صدا میزنه فرست نامبر همون A میشه و سکند نامبر همون B میشه جمع میبنده توی C میریزه و C رو برمیگردونه مقدار برگشتی رو ما اینجا میریزیم توی متغیر N و بعد توی خط بعدی اون رو چاپ میکنیم حاصل خروجی ما عدد 25 هست پس سه نوع تابع اصلی رو اینجا معرفی کردیم توابعی که مقدار برگشتی ندارند و مقدار پارامتر ورودی هم ندارن یا توابعی که مقدار برگشتی ندارن پارامتر ورودی دارند یا توابعی که هر دو رو دارند میتونستیم تابعی داشته باشیم که مقدار برگشتی داره ولی پارامتر ورودی نداره انواع مختلف تابه ها رو میتونیم داشته باشیم حالا وارد محیط و ویژوال استودیو میشیم و توی زبان سی شارپ یک مثال جوندارتر و عملیتر رو کار میکنیم خب برای تمرین توابع اول یه پروژه کرییت میکنیم از نوع کنسول اپلیکیشن و بعد اسمش رو مثلا میذاریم methods سب میکنیم که سولوشن ساخته بشه توی این جلسه برای تمرین توابع یک مثال کاملا جوندار میخوایم در نظر بگیریم که از آرایه ها و همچنین از رشته ها و لیست ها استفاده بکنیم توی اون هدف ما این هست که یک لیستی از فیلم ها رو داشته باشیم و از یوزر بخوایم که رنگش رو از یک تا ده به این فیلم ها بده و بعد ما میانگین رنگ هایی که یوزر به این فیلم ها داده رو برای یوزر چاپ بکنیم پس اول ما یک آرایه داریم که میخوایم مووی ها رو داخل اون بریزیم از نوع استرینگ هست و چون آرایه هست از نشانه آرایه استفاده می کنیم اسمش رو مثلا موویز در نظر می گیریم و همونطور که خاطرتون هست آرایه ها رو باید اول از همه نیو بکنیم که بهش حافظه اختصاص داده بشه میخوایم فعلا فقط سه تا فیلم رو در نظر بگیریم و همون اول هم مقادیر رو میدیم مثلا فیلم اول اینسپشن هست که امیدوارم دیده باشین فیلم فوق العاده ای هست فیلم دومی که در نظر میگیریم تیکن یک مثلا از لیام نیسون و فیلم سومی که در نظر میگیریم هم مثلا رین من یکی از شاهکارهای هالیوود هست این سه تا فیلم رو در نظر گرفتیم حالا یک لیستی باید از قبل در نظر بگیریم که رنگ های یوزر رو توی اون لیست قرار بدیم پس از کلید واژه لیست استفاده می کنیم. رنگ های یوزر قرار از نوع اینتیجر باشه یک تا ده و بعد اسمش رو مثلا رنگس میذاریم و بعد اون رو نیو میکنیم لیست رو الان نشناخته علتش این هست که ما لیست یک کتابخونه هست که ما الان اون کتابخونه رو هنوز صدا نزدیم خودش پیشنهاد میده اینجا که من چیکار کنم با این لیست میخواین یوزینگ بکنم یعنی اون بالا استفاده بکنم یا همینجا پشتش بنویسم سیستم کالکشنز جنری که بدونیم از کجا استفاده شده اگر از این گزینه استفاده بکنیم فقط همینجا از کتاب خونه سیستم کالکشنز جنریک استفاده میکنیم ولی اگه یوزینگ بکنیم در آینده هم اگر لیستی داشتیم میتونیم استفاده بکنیم پس اینجا هم که کت... همونجور که میبینید یوزینگ سیستم کالکشنز جنریک این کلاسی هست که از داخل اون لیست برداشته شده حالا میخوایم از یوزر بخوایم که برای هر کدوم از فیلم ها رنگش رو وارد بکنه یک حلقه فور نیاز داریم که داخل این فیلم ها بگرده و یکی یکی این فیلم ها رو به یوزر نمایش بده و منتظر رنگش باشه پس از کد سنیپت فور استفاده میکنیم یعنی کلمه فور رو میزنیم و دوبار تب رو میزنیم با بعد از اینکه نشون داد سیگنچر فور رو میتونیم با تب برین جلو یعنی شما الان آی رو راضی هستین با تب میرین روی لنگت میخواید سایزش برابر movies.length باشه پس به تعداد فیلم ها میخوایم بریم جلو چی کار میخوایم بکنیم؟ میخوایم اول از یوزر بخوایم دقت بکنید هر کاری که میخواد برنامهتون انجام بده باید یوزر رو در جریان بذارید که یوزر دقیقا بدونه چی باید وارد بکنه و منتظر چی باشه پس با کنسول دات رایت لاین از یوزر میخوایم پلیز انسرت یور رنک و میخوایم به یوزر بگیم که رنکش حتما از یک تا ده باشه for the movie و حالا اسم فیلم رو باید وارد بکنیم با به اضافه چون استرینگ ها رو میتونیم به هم بچست کنیم موویز آی آی اول کار صف هست مووی اول و به ترتیب میره جلو و بعد هم برای اینکه واضح تر باشه یک دو نقطه برای یوزر مشخص میکنیم که یوزر بدون الان ما منتظر هستیم که وارد بکنه این یک راه هست ولی به نظر من برای اینکه برنامه شما خاناتر بشه این منطقه ها رو از هم جدا بکنید. مثلا پیام رو اینجا مثلا به عنوان تکست معرفی میکنین یا مسیج میتونستین اسمش رو بذارید من کنترل ایکس میکنم و اینجا میذارمش پیام شما این هست و بعد این تکست رو اینجا چاپ میکنیم این یک مقدار گویاتر هست و برنامه شما خاناتر میشه حالا میخوایم رنگ رو یوزر وارد بکنه پس از نوع اینت رنگ مساوی کنسول دات رید لاین از یوزر میخوایم که یک عدد رو وارد بکنه و همونطور که میدونید این از نوع استرینگ هست پس ما کانورت میکنیم به اینت 32 رنگی رو که یوزر وارد میکنه الان یوزر رنکش رو برای فیلم اول وارد میکنه فیلم دوم وارد میکنه به ترتیب و ما میخوایم این رنگ ها رو توی لیستمون بالا به اسم رنگس اضافه بکنیم پس می نویسیم رنگس دات همونطور که خاطرتون هست با اد میتونیم یک عدد رو وارد بکنیم که اینجا این رنگ رو وارد میکنیم بهترین راه و کاربردی ترین راه برای استفاده از این فلسفه رنگ ها به فیلم ها استفاده از دیکشنری هست ولی چون ما دیکشنری رو گذاشتیم واسه کورس پیشرفته و یک مقدار سختتر هست و از حوصله دوره مقدماتی شاید خارج باشه من از لیست استفاده میکنم ولی توی دیکشنری ما کی ولیو داریم یعنی برای اینسپشن میتونستیم رنگ خودش رو بذاریم برای تیکن رنگ خودش رو بذاریم و همه توی یک استرکچر یا ساختمان داده باشه ولی الان اینجا ساختمان داده های مختلفی رو در نظر گرفتیم یکی موویز یکی رنگز حالا میخوایم میانگین اینها رو حساب بکنه ولی برای محاسبه میانگین این رنگ ها ما از یه تابع میخوایم استفاده بکنیم پس دقت کنید داخل همین کلاس پروگرام ولی خارج تابع مین یک تابع دیگر رو معرفی میکنیم اول اکسس سپسیفایر از نوع پابلیک و بعد میدونیم که برگشت ما مقدار برگشتی ما از نوع اعشاری هست چون میخوایم میانگین بگیریم اگر یوزر به سه تا از فیلم ها دو تاشو مثلا 6 وارد کنه یکیش رو هفت عدد اعشاری خواهیم داشت پس خروجی ما از نوع دابل هست اسم تابعمون calculate average هست و بعد مقدار ورودی ما یک لیستی از انتیجر ها هست مثلا اسمش رو میذاریم یوزر حالا میخوایم بگیم هر کدوم از اعضای داخل این لیست انتیجر ها رو با هم جمع کن بریز توی سام پس یک متغیر تیجر از نوع سام انتخاب میکنیم مقدارش رو صفر میذاریم میتونستیم از مستقیما از تابع اوریج استفاده بکنیم ولی من میخوام برای اینکه بیسیک رو آموزش بدم کل چیزها رو مینویسم کل دستورها رو مینویسم و اون که حالا شما میتونید توی اینترنت سرچ بکنید و کودهای کوتاهتری پیدا بکنید کتابخونههای پیدا بکنید که همه این عملیات رو نخواهید بنویسین به عهده خودتون هست حالا یک حلقه فور مینویسم و توی این حلقه فور میخوام از صفر تا تعداد اعضای داخل یوزر رنک ایتریت بکنم داخل اینها و سام رو به اضافه مساوی یوزر رنک آی بکنم میتونستیم از حلقه فور ایچ هم استفاده بکنیم که بهتر هم بود ولی چون در مورد فور ایچ توضیحی داده نشده فعلا و ما در مورد حلقه فور صحبت کردیم پس تمرینمون رو میزنیم روی حلقه فور اینجا سام جمع همه اینها رو داره حالا یک متغیری از نوع دابل تعریف میکنیم به اسم مثلا average و مقدار اون رو سام تقسیم بر userRanks.count حالا باید تقسیم بر تعدادش بشه که اوریج محاسبه بشه و در نهایت ما این مقدار رو ریترن میکنیم یعنی این averageی که حساب کردیم رو ریترن میکنیم الان حاصل این تابع این هست که یک لیست از این ها رو میگیره میانگینشون رو حساب میکنه و بعد این میانگین رو برمیگردونه ما میخوایم این میانگین رو اول اینجا همه رنگها ها رو وارد کردیم پس ranks این لیست رنگها ها رو داره ما میخوایم میانگین رو حساب کنیم میانگین از نوع دابل هست average مثلا اسمش رو میذاریم حالا تابع calculate average رو میخوایم صدا بزنیم و به عنوان آرگومان ورودی رنکس رو بهش بدیم الان یک ارور به ما میده میگه که an object reference is required وقتی object oriented programming رو خوندیم میفهمیم که اگر داخل یک تابع استاتیک ما یک تابعی که استاتیک نیست رو از همون کلاس بخوایم صدا بزنیم ارور میده به خاطر اینکه باید یک ریفرنس از این کلاس ساخته بشه و با استفاده از اون آبجکت این کلاس رو صدا بزنیم و فعلا ما از کلمه کلیدی استاتیک استفاده میکنیم اینجا برای اینکه این مشکل حل بشه ولی بعدا توضیحات کامل توی آبجکت اورینت پروگرامی راجع اینها داده خواهد شد نگران نباشید الان این تابع کلکیولیت اوریج میاد اوریج روی رنگ ها رو حساب میکنه و میریزه توی متغیر اوریج حالا ما میخوایم این رو برای یوزر چاپ بکنیم پس می نویسیم کنسول دات رایت لاین و بعد اوریج رو چاپ میکنیم قبلش هم مثلا میخوایم به یوزر پیام بدیم که افریج فیلم ها رو حساب کردیم The average rank is میکنیم توی خط های مختلف باشه که واضح باشه میتونستیم همه اینها رو داخل یک کنسول دات رایلان بنویسیم ولی برای اینکه یک مقدار واضح تر باشه جدا میکنیم از هم و بعد طبق رسم همیشه از یوزر میخوایم که یک کلید رو وارد بکنه تا از برنامه خارج بشیم یه بار برنامه رو تریس میکنیم یک آرایه از مووی ها داشتیم ست اسم فیلم داشتیم و بعد یک لیست برای رنگ این مووی ها در نظر گرفتیم میدونیم که لیست ها داینامیک هن. میتونه دونه به دونه بهشون اضافه بشه ولی مووی ها ثابت هستن و دیگه نمیتونیم بعدا بهشون اضافه کنیم چیزی رو توی یک حلقه فور به تعداد فیلم ها یک پیام برای یوزر چاپ میکنیم که رنگش رو برای این فیلم بده رنگ رو میگیریم به تیجر تبدیل میکنیم و بعد میریزیم توی لیست رنگ حالا که لیست رنگمون تکمیل شد میخوایم میانگین رو حساب کنیم از تابع calculate اوریج حساب استفاده میکنیم تابع calculate اوریج یک لیست میگیره که همین لیست رنگ ما هست و اینجا جمع میبنده اعضای اونها با هم و بعد یک میانگین ازش میگیره و این میانگین رو برمیگردونه ما مقدار برگشتی رو توی متغیر اوریج میریزیم و بعد برای یوزر چاپ میکنیم حالا برنامه را اجرا می گیریم Please insert your rank 1 to 10 for the movie Inception مثلا رنکی که ما به فیلم Inception می دیم 9 هست بعد واسه تیکن یک رنک رو می خواد رنک 8 رو به این فیلم می دیم و بعد واسه رین من مثلا من رنک 10 رو به این فیلم می دم افریج اینها رو حساب میکنه و 9 رو به من برمی گردونه میانگین 8 و 9 و 10 قاعدتا 9 هست برای اینکه تمرین بیشتری انجام بدید ازتون میخوام که یک لیست فیلم پنجتایی در نظر بگیرید از یوزر بخواید که رنکش رو وارد بکنه و شما توی یک تابه مکسیموم رنکی که یوزر انتخاب کرده رو برگردونید و توی یک تابه دیگه مینیموم رنک رو به, اس... به اضافه اسم اون فیلم برگردونید به یوزر بگید که توی رنکینگ شما این فیلم بهترین بود و این فیلم بدترین بود سعی کنید از لیست استفاده بکنید از آرایه استفاده بکنید از رشته ها استفاده بکنید و از توابع هم استفاده بکنید تو این جلسه میخوایم راجع به یکی از مهمترین مفاهیم برنامه نویسی نوین یعنی Object Oriented Programming یا برنامه نویسی شیگرا صحبت بکنیم اما مفهوم برنامه نویسی شیگرا چیه؟ قبل از اینکه در مورد مفهوم برنامه نویسی شیگرا صحبت بکنیم به حالت قدیمی برنامه نویسی که بهش پروسیجرال programming میگن جادره که یه اشاره بکنیم پروسیجرال programming به این شکل بود که برنامه ها از توابع مختلفی تشکیل میشدن مثلا تابع F1 و بعد تابع F2 نوشته میشد یه سری property ها یا وریبل ها رو داشتیم مثل P1, P2 و بعد ارتباط بین این function ها یعنی مثلا فانکشن 1, فانکشن 2 رو صدا میزد یا فانکشن 3 تعریف میکردیم که فانکشن 1, function 3 سه رو صدا میزد داخلش و به این ترتیب میرفتیم جلو اگر توی این حالت برنامه نویسی تعداد پراپرتی ها و تعداد فانکشن های ما زیاد بشه و ارتباط بین اونها زیاد بشه همونطور که میبینید برنامه ناخانا میشه و دیگه از کنترل خارج میشه دیباک کردنش سخت میشه و همچنین اضافه کردن یه سری فیچر ها به برنامه خیلی مشکل میشه یک جایگزین برای پروسیجرال پروگرامینگ وجود داره و اون هم آبجکت اورینتد پروگرامینگ هست یا مفهوم شیگرایی که توی اون مفاهیم و موجودیت ها از هم جدا میشن و در قالب کلاس ها قرار میگیرن یعنی یک سری مفاهیم خاص در قالب یک کلاس با پراپرتی های خودش با فانکشن های خودش یک کلاس دیگه با مفاهیم خودش تو قالب کلاس خودش قرار میگیره و همینطور کلاس های مختلف مفاهیم مختلف که این کلاس ها از همدیگه ارسبری می‌کنند یا همدیگه رو صدا میزنند و از فانکشن های کلاس های دیگه استفاده می‌کنند. به این روش برنامه ای ما منظمتر میشه و علمان های داخل برنامه ما دستبندی میشن اینطوری ما میتونیم برای اضافه کردن یک فیچر جدید کلاس مخصوص به خودش رو اضافه کنیم یا به کلاس مربوطه بریم و داخل اون کلاس یک فیچر رو اضافه بکنیم یک خاصیت رو اضافه بکنیم بدون اینکه بخوایم به بقیه برنامه دسترسی داشته باشیم یا بدون اینکه بخوایم در طول کل برنامه گیج بشیم که کجا رو باید دستکاری بکنیم مفهوم شیگرایی موجودیت های دنیای واقعی رو سعی میکنه دستبندی بکنه مثلا اگر شما یک شرکت دارید و توی اون شرکت کلاینت دارین یا مشتری دارین منیجر دارین و امور حسابداری دارید امور ادورتایزمنت یا تبلیغات دارید هر کدوم از اینها میتونه کلاس خودش رو داشته باشه توی برنامه و همه از هم مستقل باشن و یک روابطی بین اینها باشه که با استفاده از این روابط دستبندی بکنید کل مفاهیم و موجودیت های داخل شرکتتون رو این باعث میشه نه تنها دستبندی و خانایی در برنامه شما بالا بره بلکه برنامه شما گسترش پذیرتر یا سکیلبل میشه یعنی شما میتونین راحت مفاهیم جدید رو اضافه بکنین بدون اینکه بخواین مفاهیم قبلی رو دستکاری بکنین یا بدون اینکه گیج بشین به چه روش میتونین یه مفهوم جدید رو به برنامهتون تزریق بکنین الان تو قالب یک مثال میخوایم بررسی بکنیم مثلا شما اگر توی شرکتتون یک کلاینت داشته باشین یک کلاس برای این کلاینت تشکیل میدین و بعد فرست نیم اسم کوچک لاست نیم فامیل و بعد مثلا مقدار دیسکاونتی که این کلاینت با توجه به مثلا امتیازاتی که داره براش در نظر میگیرین به اینها میگم پراپرتی های این کلاینت و ب... یا اتریبیوت های این کلاینت و بعد این یه سری قابلیت ها رو این کلاینت داره مثلا بای خرید انجام میده یا یوز دیسکاونت از تخفیفش استفاده میکنه و تمام این موجودیت ها توی کلاسی به اسم کلاینت ذخیره میشه حالا فرض کنید شما یک شخصی دارین به نام منیجر که مدیر شرکت هست یا مدیران شرکت توی بخش های مختلف اون یک موجودیت کاملا جدا و ایندیپندنت هست نسبت به کلاینت و مثلا اتریبیوت هایی به اسم فرست name, last name و سالری یا حقوق رو داره و بعد عملیات زیادی رو انجام میده مثلا هایر یا استخدام یک فرد یا فایر و اخراج یک فرد پس میبینین که این دوتا موجودیت کاملا از هم جدا هستن و شما مثلا اگر بخواین حقوق این منیجر رو تغییر بدید یا یک قابلیت به قابلیت های منیجر اضافه بکنید اصلا نیاز نیست که وارد کلاس کلاینت بشین وارد بحث کلاینت بشین و همینجا توی بخش منیجر شما میتونید تمام تغییرات رو اعمال بکنید همینطور اگر بخواین توی بخش کلاینت کار رو انجام بدید دیگه نیازی نیست وارد کلاس منیجر بشین و شما فقط توی کلاس کلاینت کارها رو انجام میدین پس دیپندنسی های شما یه مقدار کمتر میشه و راحت تر میتونین فیچر اضافه بکنین یا اگر کدتون اشکالی داره همون قسمت مخصوص رو فقط بگردید و دیباگ بکنید به جای اینکه توی کل برنامه بگردید و اشکال رو پیدا کنید سود زیادی Object اورینتد پروگرامینگ داره این کلیاتی بود راجع به Oriented در قالب یک مثال بسیار ساده توی محیط ماکروس ها ویژوال استودیو سعی میکنیم این رو بیشتر تمرین بکنیم و توی درس بعدی چهار ستون اصلی Object اورینتد پروگرامینگ رو بررسی میکنیم و به تفصیل مفهوم شیگرایی رو توضیح خواهیم داد پس وارد محیط ماکروس و ویژوال استودیو میشیم و یک تمرین رو اجرا میکنیم خب برای تمرین Object Oriented Programming اول یک پروژه جدید می‌سازیم از نوع کنسول اپلیکیشن و اسمش رو مثلا Object Oriented Programming بذاریم سب می کنیم تو سلوشن ما ساخته بشه خب نیم اسپیس ما ساخته شد و اینجا اگه توجه بکنید داخل نیم اسپیس Object Oriented Programming که اسم پروژه ما هست کلاسی داریم به اسم پروگرام حالا یه مقدار مفهوم کلاس ها و مفهوم این پروگرامی که قبلا از این طریق کلاس رو برنامه رو اجرا می کردیم بیشتر جا میفته پس پروگرام کلاس اولیه ای بود که ما واردش می شدیم و برنامه ما تابع من رو داخل کلاس پروگرام صدا میزنه برای شروع همیشه از نوع استاتیک هست که بعدا راجبش صحبت خواهیم کرد توی درس های آینده و این تیکه از کد اجرا میشه حالا ما میخوایم دو تا کلاس دیگه اضافه کنیم توی این برنامهمون کلاس کلاینت و کلاس منیجر که به عنوان یک مدیر و به عنوان یک مشتری میخوایم یه سری قابلیت ها رو به این افراد بدیم دو تا موجودیت مختلف و میخوایم ببینیم چطوری میتونن این دو تا موجودیت با هم مرتبط باشن برای تعریف کلاس ها اول باید اکسس سپسیفایر یا سطح دسترسی رو مشخص بکنیم کلاس ها میتونن پابلیک باشن یعنی همه کلاس های دیگر برنامه میتونن از این کلاس استفاده بکنن میتونن پرایوت باشن یعنی فقط کلاسی که این کلاس داخل اون تعریف شده میتونه ازش استفاده بکنه پس الان ما اینجا نمیتونیم پرایوت رو مشخص بکنیم باید اگر بخوایم پرایوت کلاس پرایوت دیگری داشته باشیم داخل یک کلاس کلاس پرایوت ببینید دیگه ارور نمیده به ما پس کلاس پرایوت باید داخل یک کلاس دیگه تعریف بشه و نمیتونه کلاس پرایوت داخل نیم سپیس تعریف بشه این مفهوم مفهوم صحیحی نیست و یا پروتکتد که اون هم کاربردهای های خاص خودش رو داره که زمانی که سطوح دسترسی رو بررسی می کنیم بیشتر در موردشون صحبت می کنیم الان ما اینجا می کلاس های پابلیک استفاده بکنیم که همه یه کلاس های دیگه برنامه ما بتونن از اونها استفاده بکنن پس از نوع پابلیک و با کلید واژه کلاس کلاسی به اسم کلاینت رو می سازیم سعی کنید اسم کلاس های شما حتما با آپر کیس شروع بشه کرلی براکت رو باز میکنیم و میبندیم این سینتکس کلی برای ساختن یک کلاس هست حالا میخواییم یه سری اتریبیوت ها رو به این کلاس بدیم اتریبیوت ها هم باید سطح دسترسی داشته باشن اگر اتریبیوتی بود که مخصوص به داخل کلاس بود و قرار نبود بیرون کلاس ازش استفاده بشه پرایوت استفاده میکردیم ولی ما چون میخوایم از این اتریبیوت ها خارج کلاس استفاده بکنیم پس از نوع پابلیک اونها رو در نظر میگیریم از نوع استرینگ نیم رو در نظر میگیریم و بعد میخوایم یک اتریبیوت به اسم پوینت یا تعداد امتیازهای یک کلاینت در نظر بگیریم اون از نوع پرایوت در نظر میگیریم داخل کلاس میخوایم به این پوینت دسترسی داشته باشیم پوینت همون از اون اینتیجر هست عددی هست و اسمش رو پوینت میذاریم بهتره که عادت بکنیم اتریبیوت ها و فانکشن ها متود های پابلیک رو با اپرکیس شروع بکنیم و متود ها و اتریبیوت های پرایوت رو با لوورکیس شروع بکنیم اگر از این پارادایم استفاده کنیم برای برنامه نویسی پارادایم استانداردی هست حالا یک سری بیهیویر یا رفتار میخوایم به کلاینتمون بدیم یکی از اونها Get پوینت هست گفتیم پوینت پرایوته یعنی بیرون کلاس نمیتونیم پوینت ها رو اضافه یا کم بکنیم ولی اگر خواستیم ببینیم تعداد پوینت های یک کلاینت چقدر هست میتونیم یک تابع تعریف بکنیم به اسم Get پوینت که گت پوینت قراره به ما تعداد پوینت ها رو برگردونه همونطور که درس توابع خاطرتون هست از نوع اینتیجر هست پوینت پس مقدار برگشتی ما اینتیجر هست و چون ما میخوایم خارج کلاس از این تابع استفاده بکنیم پس باید حتما پابلیک باشه پس از نوع پابلیک معرفیش میکنیم نوع اینتیجر رو به ما برمیگردونه و تابع اون گت پوینت هست مقدار ورودی نمیخوایم بگیره چون مقدار ورودیش داخل این کلاس هست و میخوایم فقط این پوینت رو به ما برگردونه پس این پوینت رو کپی میکنیم و اینجا میگیم return point پس این امتیاز یوزر رو به ما برمیگردونه یک تابع دیگری داریم به اسم buy که یوزر میخواد خرید انجام بده قاعدتا یک سری عملیات رو برای این کلاینت ما باید در نظر بگیریم وقتی که میخواد خریدی انجام بده مثلا سبد خریدش رو چک بکنه عملیات تراکنش بانکی رو چه انجام بده و غیره اینجا بسیار بسیار ساده فرض میکنیم یک یوزر میخواد خرید انجام بده چون میخوایم بیرون از این کلاس از این تابه استفاده بکنیم از نوع پابلیک در نظر میگیریمش و قرار نیست چیزی به ما برگردونه پس از نوع وید در نظر میگیریم قرار فقط یه عملیاتی رو انجام بده و فرض کنین مثلا نام پروداکتی که میخواد بخره رو به عنوان آرگومان ورودی وارد میکنه فرض کنید یک سری عملیات انجام میده مثلا buy the product که ما الان عملیاتش واسه مهم نیست و میخوایم بگیم که هر یوزر با خرید هر محصول پوینتش اضافه میشه پس پوینتش رو پلاس پلاس میکنیم اول برنامه هم پوینتش رو برابر صفر میگیریم یک یوزر رو وقتی که یوزر ساخته میشه پوینتش اول صفر هست و بعد با هر خرید یه دونه به پوینت های یوزر اضافه میشه این کلاس کلاینت ما بود حالا یک کلاس دیگه تعریف میکنیم به نام کلاس منیجر اون هم از نوع پابلیک هست منیجر ما هم طبیعتا یک اسم داره از نوع استرینگ حالا یک قابلیت میخوایم به این منیجر بدیم که این منیجر بتونه یک یوزر رو اضافه کنه یا یک کلاینت رو اضافه کنه به اپلیکیشن ما از نوع پابلیک هست و قرار این یوزری که اضافه میکنه به اپلیکیشن ما رو به ما برگردونه پس مقدار خروجیش از نوع کلاس کلاینت هست پس یک کلاینت رو قرار به ما برگردونه و اسمش هم مثلا اد کلاینت هست به عنوان آرگومان ورودی اسم کلاینت رو از نوع استرینگ بهش میدیم مثلا کلاینت نی قرار چیکار بکنه؟ قرار یک یوزر رو به اپلیکیشن ما اد بکنه یک کلاینت رو به اپلیکیشن ما اد بکنه پس باید یک متغیر بسازیم یک آبجکت بسازیم از نوع کلاینت همونطور که خاطرتون هست اگر مثلا میخواستیم یک نیم رو از نوع استرینگ بسازیم اول نوعش رو می نوشتیم. و بعد اسمش رو می, می نوشتیم این انواع پریمیتیو تایپ بودن توی درس انواع وریبل ها خاطرتون هست که گفتیم ما پریمیتیو تایپ داریم یا نان پریمیتیو تایپ داریم اینت بولین اینها پریمیتیو تایپ ها بودن نان پریمیتیو تایپ ها یکی از انواعش کلاس ها بودن اینجا از نوع پریمیتیو نیست خروجی ما کلاینت هست پس از نوع کلاینت یک اسپش میدیم مثلا کلاینت یک بهش حافظه میدیم این سینتکس خاطرتون باشه برای تعریف یک آبجکت از یک کلاس هست پس ما از نوع کلاس کلاینت یک آبجکت به اسم کلاینت یک ساختیم به این طریق بهش حافظه دادیم بعدا توی درس های آینده میبینیم که این کانستراکتور هست ولی فعلا تو ذهنتون باشه که نیو از واجه نیو استفاده میکنیم و بعد اسم کلاس همون کلاسی که این کلاینت عضوش هست و بعد پرانتز باز و بسته حالا اسم این کلاینت رو ما میخوایم برابر اسم پارامتر ورودی انجام بدیم شما وقتی بنویسین کلاینت یک و یک نقطه بذارین تمام اتریبیوت ها و متد های پابلیکی که اینجا براش تعریف کردید رو میتونید ببینید چیا بودن پابلیک ها یکیش نیم بود اینجا نیم رو داریم یکیش Get points بود، اینجا به Get points دسترسی داریم. و یکی Buy بود که اینجا شما به Buy دسترسی دارید. همونطور که میبینید چیزی به نام پوینت رو اینجا بهش مستقیم دسترسی ندارید به خاطر اینکه از نوع پرایوت بود پس مفهوم پرایوت این بود که شما خارج این کلاس به این پوینت دسترسی ندارید فقط داخل این کلاس میتونید از این پوینت استفاده بکنید در صورتی که نیم، گت پوینت و بای رو شما حتی خارج کلاس هم یعنی داخلی کلاس دیگه میتونید بهش دسترسی داشته باشید. ممکنه بپرسید با equals get hash get type و to string چی هست اینها از کلاس آبجکت هستن که فعلا راجبشون صحبت نمیکنیم ولی هر کلاسی که شما تعریف بکنین این سه چهار تا قابلیت رو حتما داره بعدا راجب به اینها توی درس های پیشرفته تر صحبت می کنیم فعلا ما می نیمش رو برابر قرار بدیم با این کلاینت نیمی که از آرگومان ورودی خوندیم پس ما الان یک آبجکت از کلاس کلاینت ساختیم و بعد اسمش رو کلاینت نیم قرار دادیم حالا میخوایم این کلاینت رو برگردونیم پس ریترن میکنیم کلاینت یک رو پس منیجر ما یک اسم داره و میتونه یک کلاینت رو به سیستم ما اد بکنه خطای اضافه رو از کد پاک میکنیم حالا وارد تابع مین میشیم که برنامه ای ما در از قرار از اینجا شروع بشه یعنی ما هر چیزی که اینجا نوشتیم قابلیت اجرایی نداره تا زمانی که توی تابع مین صدا زده بشن پس توی تابع مین اول ما یک مدیر رو تعریف میکنیم از کلاس منیجر به اسم مثلا MNG اسم مدیرمون رو میذاریم نیو میکنیم یعنی بهش حافظه اختصاص میدیم پس ما الان یک آبجکت از کلاس منیجر داریم که از این کلاس باشه میدونیم که این آبجکت یک نیم میخواد پس مثلا اسم مدیرمون رو ببینید به نیم اینجا دسترسی داریم با یک نقطه میذاریم چون از نوع استرینگ هست مثلا جان میذاریم اسم منیجرمون رو حالا میخوایم به منیجر بگیم که یک کلاینت رو اد کن به اپلیکیشن ما پس میگیم منیجر دات اد کلاینت چون پابلیک هست بهش دسترسی داریم تا به اد کلاینت همونطور که اینجا میبینید یک کلاینت رو به ما برمیگردونه و به عنوان آرگومان ورودی یک کلاینت نیم رو میگیره از نوع استرینگ پس فرض میکنی یک کلاینتی به اسم مثلا الکس رو میخوایم به برنامهمون اد بکنیم میدونیم که این تابع خروجیش یک کلاینت هست پس میگیم از نوع کلاینت کلاینت وان مثلا مساویه منیجر کلاینت الان این کلاینت چی هست شما وقتی که منیجر رو میسازید و اد رو صدا میزنید با رشته الکس میاد اینجا توی تابه اد کلاینت الکس رو میگیره یک کلاینت جدید میسازه اسمش رو برابر این اسم قرار میده و بعد این کلاینت رو برمیگردونه به ما وقتی این کلاینت رو به ما برگردوند ما میریزیم توی این متغیر یا این آبجکت از نوع کلاینت حالا میخوایم مثلا این کلاینت یه جنس رو بخره از نوع سترینگ مثلا یک کتاب کتاب یک رو میخره این یوزر میدونیم که وقتی تابع بای رو صدا میزنیم به طور خودکار پوینت های این یوزر یکی اضافه میشه پس برای اینکه چک بکنیم توی خط مجزا اول اسم کلاینت رو می نویسیم بعد پوینت کلاینت رو می نویسیم حالا یک بار دیگه از کلاینت می خواهیم که یک جنس دیگه بخره مثلا یک کیف میخره و بعد از اینکه این کیف رو خرید از کلاینت میخواه از اپلیکیشن میخواهیم که پوینت کلاینت یک رو دوباره چاپ بکنه گت به ببخشید حتما پرانتز باز و بسته میخواد بالا همین ایرور رو قاعدتا به ما داده چون تابع هست میدونیم که get points تعداد پوینت های کلاینت رو به ما برمیگردونه پس اول وقتی کلاینت رو ساختیم و اسمش رو بهش اختصاص دادیم بای رو که انجام میدیم یه پوینت بهش اضافه میکنه پوینت ها اول صفر بود میشه یک وقتی یک جنس دیگه میخریم و بعد این تابع رو صدا میزنیم سمیکال مشرا هم فرموش نمی کنیم پوینتش الان شده دو چون یک جنس دیگه خریده پس باید الان پوینت دو رو برای ما چاپ بکنه حالا اگر ما یک مشتری دیگه رو اد بکنیم به برنامه مون مثلا کلاینت دو و اسمش رو مثلا مری بذاریم حالا اگر مری رو بخوایم تعداد پوینت هاش رو چاپ بکنیم چون این دوتا کلاینت از هم مستقل هستند تعداد پوینت های این چون هیچ چیزی بایی نکرده تعداد پوینت های این باید کماکان صفر باشه پس یک بار برنامه رو ران میگیریم ببینیم این اتفاقات میافته یا نه باید برای ما اسم الکس رو چاپ بکنه بعد عدد یک رو چاپ بکنه چون یه دونه محصول خریده و بعد عدد دو رو چاپ کنه چون یه محصول دیگه خریده و بعد یک عدد صفر چاپ بکنه که تعداد پوینت های مری هست چون هیچی نخریده پوینت هاش صفر هست طبق معمول سب میکنیم تا یوزر یک کلید رو وارد بکنه و بعد از برنامه خارج بشه برنامه رو ران میگیریم همونطور که انتظار داشتیم اول الکس رو برای ما چاپ میکنه بعد عدد یک رو چاپ میکنه چون یک جنس رو خریده پس اینجا get points یک رو برمیگردونه یک جنس دیگه میخره و بعد برای ما عدد دو رو چاپ میکنه و چون کلاینت دو هیچ کاری یعنی هیچ جنسی نخریده بود برای ما پوینت هاش رو برابر صفر چاپ میکنه سعی کنید این کد رو خودتون توی خونه بنویسید و اجرا بگیرید و یکی دو تا قابلیت دیگه مثل اینکه مثلا با خریدن هر جنس کلاینت 5 درصد به دیسکاونتش اضافه میشه بنویسید یعنی یک تابه بنویسید اینجا به اسم get discount پس یک متغیر دابل از نوع دیسکاونت باید معرفی بکنید اول کار صفر بذارین و بعد یه تابع get discount که این دیسکاونت رو برمیگردونه و با هر بای نه تنها پوینت یوزر یکی اضافه میشه بلکه دیسکاونت یوزر هم 5 درصد اضافه میشه و بعد اینجا با هر بای دیسکاونت رو اضافه بکنین 4 5 تا یوزر اد بکنین و سعی کنین با این مفهوم بازی بکنید تا کاملا مفهوم کلاس ها و آبجکت تعریف کردن از کلاس ها برای شما جا بیفته این کد رو چندین بار برای خودتون تریس بکنید که ببینید وقتی کد اجرا میشه چه اتفاقاتی میفته تو این جلسه میخوایم راجع به چهار ستون اصلی برنامه نویسی شیگرا یا the four pillars of object oriented programming صحبت بکنیم این چهار ستون اصلی تشکیل شده از encapsulation, abstraction, inheritance و polymorphism تو این درس میخوایم یکی یکی اینها رو به جزئیات بررسی بکنیم اولین ستون از این چهار ستون encapsulation هست مفهوم encapsulation به این صورت هست که شما فرض کنین کلاسی رو به اسم کاستومر معرفی میکنین شما داخل این کلاس یه تعدادی پراپرتی و یک تعدادی متد رو انکپسولیت میکنید قرار میدید و میدونید که از این به بعد هر آبجکتی که از کلاس کاستومر ساخته بشه دسترسی داره به تمام این پراپرتی ها و متد ها و عملا به ازای هر آبجکت یک نمونه از این پراپرتی ها و متد ها توی حافظه شما به وجود میاد یعنی شما اگر ده کاستمر تعریف بکنید با ده آبجکت مختلف هر کدوم از اونها نیم خودش رو داره پوینت خودش رو داره دیسکاونت خودش رو داره و همه اونها قابلیت استفاده از متد کلکولیت دیسکاونت رو دارند که با استفاده از پوینت خود شخص یا کاستمر دیسکاونتش رو محاسبه میکنه به این پدیده انکپسولیشن میگن پس شما اگر بخواین برای هر ده آبجکت هر صد آبجکتی که در توی برنامهتون تعریف کردید یک پراپرتی مثلا به اسم سیتی اضافه بکنید کافی بین توی کلاس کاستمر و یک پراپرتی به اسم سیتی اضافه کنید در طول کل برنامه شما برای تمام آبجکت های شما این سیتی در نظر گرفته خواهد شد کاربرد دیگه ابسترکشن هست شما فرض کنید کلاس کاستومر رو دارید توی اون کلاس نیم دارین آیدی دارین تعداد پوینت های فرد رو دارین شهرش رو دارین و رنگ اون شهر جابش یه شغلش رو دارین و رنگ اون شغل رو دارید و بعد یه دیسکاونتی که میخواین به یوزر اختصاص بدین و فرض کنید یک سری متد ها داره به اسم مثلا جاب پوینتس با توجه به رنک شغلش تعداد پوینت هایی که اون شخص میگیره رو محاسبه میکنه سیتی پوینتس که با توجه به شهری که زندگی میکنه یک سری پوینت ها رو میگیره و بعد در نهایت calculate discount که میاد با توجه به جاب رنکش با توجه به سیتی رنکش و با توجه به پوینت هایی که به دست آورده یک دیسکاونت رو محاسبه میکنه شما وقتی داخل برنامه اصلیتون از این کلاس یک آبجکت رو میسازید مثلا کاستومر یک رو میسازید نیاز ندارید که همه این پراپرتی ها و همه این متد ها رو بهش دسترسی داشته باشین. برنامه شما رو یک مقدار سخت و پیچیده میکنه اگر شما به همه اینها دسترسی داشته باشید. همونطور که خاطرتون هست اگر بعد از اسم آبجکت یک دات بذارین دسترسی دارین به همه اون پراپرتی ها و اون متد پابلیک کلاستون. پس شما میاین اونهایی که خارج از برنامه بهشون نیاز ندارید و فقط توی منطق کلاس به اونها نیاز داشتید رو از نوع پرایوت تعریف میکنید و بعد شما خارج از این کلاس و داخل برنامه اصلیتون فقط به نیم و دیسکاونت دسترسی دارید توی پراپرتی ها و به کلکیولیت دیسکاونت توی توابعی که داخل کلاستون دارید چون شما برای محاسبه Calculate دیسکانت داخل کلاس منطقه داخل خود کلاس میره جاب Points رو استفاده میکنه سیتی پوینت رو استفاده میکنه جاب رنگ سیتی رنگ پوینت آیدی همه این موارد رو استفاده میکنه پس شما نیاز به هیچ کدوم از اینا خارج کلاس ندارید چیزی که شما در نهایت نیاز دارید اینه که اسم یوزر رو داشته باشید و بعد مقدار دیسکاونت یوزر رو بگیرید پس اونها رو پرایوت تعریف میکنیم که خارج از کلاس دیگه اونها رو نمیبینید و باعث میشه که برنامه شما دسترسی ساده داشته باشه به پراپرتی هایی که مورد نیازتون هست متد هایی که مورد نیازتون هست و از طرفی اگر تغییری توی مثلا سیتی رنک بدید یا جاب رنک بدید یا نحوه محاسبه پوینت ها بر اساس شهر طرف یا شغل طرف هیچ تأثیری توی برنامه اصلیتون نداره شما اگر تغییری بدید توی مثلا شهر طرف عوض بشه یا شغلش عوض بشه داخل خود برنامه به طور اتوماتیک حساب میکنه این رو و شما داخل برنامه اصلی که دیگه خارج از این کلاس هستید فقط کلکیول دیسکانت رو دارید اونو صدا میزنید داخل خود کلاس منطق میاد با توجه به شهر جدید یا شغل جدید طرف مقدار دیسکانتش رو حساب میکنه پس ابسترکشن باعث سادگی دسترسی ما به پراپرتی ها و متودها ها میشه و تغییراتی که شما داخل کلاس میدید رو کمتر میکنه این تاثیراتش رو روی کل برنامه ما پس قاعدتا اگر شما تغییر بدید که این تغییر اروری ایر رو بده توی برنامه شما فقط داخل این کلاس باید بگردید ارور رو پیدا کنید و نیازی در طول کل برنامه بگردید و ارور رو پیدا بکنید سومین ستون از چهار ستون Object Oriented Programming Inheritance هست یا ارثبری. ولی مفهوم ارثبری چیه؟ شما فرض کنین انواع مختلف یوزر دارین که سایت شما میتونه با توجه به شرایطی که یوزر داره اونو توی این کتگوری های مختلف گروه های مختلف تقسیم بکنه ولی میدونیم که همه یوزرها ها فرست نیم دارن همه یوزرها ها لست نیم دارن و همه یوزرها ها یک تایپی دارن با توجه به تایپشون ممکن امکانات بیشتری هم داشته باشن و میدونیم که همه یوزرها ها میتونن خرید انجام بدن و از تابع بای استفاده بکنن پس شما یک کلاس مرجع برای یوزرها تعریف می کنید و این پراپرتی ها و این متد هایی که مطمئن نید همه ی یوزرها همه ی انواع یوزرها اونها رو خواهند داشت توی اون می نویسید حالا به ازای انواع مختلف یوزری که دارین مثلا اینجا یک یوزر نرمال داریم سمت شب و یک یوزر ویژه داریم سمت راست قابلیت هایی که اون یوزر ها دارند رو فقط توی کلاس هاشون می نویسید و از یوزر جنرال ارث بری می کنید پس الان یک یوزر نورمال به شرط اینکه از یوزر جنرال ارث کرده باشه First Name, Last Name, تایپ و متد بای رو داره علاوه بر اونها پوینتس به عنوان پراپرتی به پراپرتی هاش اضافه میشه و اینوایت که میتونه فرند جدیدی رو اینوایت بکنه به اپلیکیشن به عنوان یک متد اضافه میشه بهش همینطور برای یوزر ویژه نه تنها یوزر ویژه فرست نیم، لاست نیم، تایپ و بای رو از یوزر جنرال میگیره بلکه خودش میتونه پراپرتی دیسکاونت رو داشته باشه و یوز discount همونطور که میبینید یوزر ویژه دیگه پوینت و اینوایت رو نداره و همینطور یوزر معمولی دیگه دیسکاونت و یوز دیسکاونت رو نداره اینجوری میتونید شما یوزرها رو تفکیک بکنید از هم اگر از ارسبری استفاده نمی کردیم مجبور بودیم برای یوزر عادی فرست نیم لاست نیم تایپ و بای رو بنویسیم توی کلاسش و پوینت و این رو هم بنویسیم و همینطور برای یوزر ویژه دوباره باید فرست نیم لاست نیم تایپ و بای رو مینویسیم حالا فرض کنیم شما ده نوع یوزر داره سایتتون برای, برای هر کدوم از اینها باید تمام اون کد هایی که یه یوزر جنرال داره رو اضافه می‌کردیم و برنامه شما سخت‌تر پیچیده‌تر و طولانی طولانی‌تر می‌شد از مفهوم ارث بری استفاده میکنیم برای اینکه نخواهیم کدها رو تکرار بکنیم و چیزهایی که جنرال هست بین تمام ساب کلاس ها رو تکرار بکنیم و اما آخرین ستون از چهار ستون Object Oriented Programming پولیمورفیزم هست پولیمورفیزم به دو بخش Overriding و Overloading تقسیم میشه اوورلودینگ به این صورت هست که شما فرض کنید یک یوزر جنرال دارید که این یوزر جنرال یک نیم داره و بعد یک متدی داره به اسم پرینت اینفو که اسم طرف رو برمیگردونه شما فرض کنید که برای یوزر معمولی یک پرینت اینفو میخواین داشته باشین که فقط نیم طرف رو برگردونه همونطور که جنرال یوزر داره یک پرینت اینفو دیگه هم میخواین داشته باشید که پوینت های طرف رو بگیره و بعد اسم طرف رو به اضافه پوینت هاش چاپ بکنه به این حالت میگیم اوورلودینگ یعنی یک متد موجود هست ما این متد رو اوورلود میکنیم ولی چطوری میتونیم یک متد رو اوورلود بکنیم دقت بکنید اگر دقیقا همون اسم متد رو که قبلا داشتیم دوباره استفاده بکنیم یا باید پارامترهای داخل پرانتز پارامترهای ورودی متفاوت باشه از متد قبلی یا ریترن تایپ متفاوت باشه یا هر دو چون اگر دو تابع با اسم یکسان و ورودی های یکسان و خروجی یکسان داشته باشیم کامپایلر به ما ارور میده و میگه اگر یوزر این تابع رو صدا زد من نمیدونم کدومش رو باید استفاده بکنم نیاز نیست حتما این دو تابع یکیش تو کلاس مرجع باشه یکیش تو کلاس خودمون باشه شما حتی داخل کلاس یوزر دی میتونی یه, تابع دیگه معرفی بکنید به نام پرینت اینفو و اونجا به حالت استرینگ پوینت ها رو بدین و مثلا به حالت استرینگ اکسترا انفورمیشن بدین پس دو تارگومان تا ورودی بدین و اون قابلیت خودش رو داره وقتی شما صدا میزنید توی تا... کلاس اصلی وقتی شما صدا میزنید توی برنامهتون این تابع رو شما با توجه به آرگومان های ورودی که میدید میدونه که باید کدوم یکی از این توابع رو صدا بزنه و استفاده بکنه پس دقت بکنید اگر خواستین یک قابلیت رو یک متد رو تکرار بکنید ولی با آرگومان های مختلف به این کار میگن overloading. برای یوزر ویژه هم همینطور هست شما فرض کنید یوزر ویژه اون پرینتینگ فوی یوزر جنرال رو داره که نیم رو چاپ میکنه و میخواد حالا یک تابع دیگه هم اضافه بکنه به همون اسم پرینت اینفو و دیسکانتش رو هم اضافه کنه به اسم طرف پس اوورلودینگ رو انجام میده یعنی میاد با همون نام ولی با پارامترهای مختلف صدا میزنه اینجا اسم پارامترش دیسک که دیسکانت میگیره و از نوع دابل هست حالا وارد مبحث اوورایدینگ میشیم فرض بکنید که توی کلاس مرجع پرینت نیم رو داریم که اسم طرف رو چاپ میکنه حالا توی کلاس پوینت میخوایم دقیقا همون پرینت نیم اسم طرف به اضافه پوینت های طرف رو چاپ بکنه به این میگیم override همونطور که میبینید اگر بخوایم تابع بالا پرینت نیم رو دوباره پایین بنویسیم چون مقدار خروجی نداره و مقدار ورودی هم نداره تکراری میشه و به ما ارور میده پس ما میایم از کلید واژه اوورراید استفاده میکنیم یعنی میخوام بازنویسی کنم این تابع رو از تابع مرجع نمیخوام دیگه تابع مرجع رو استفاده بکنم و تابع توی تابع مرجع میتونیم کلمه ورچوال رو به کار ببریم که این مفهوم رو میرسونه که این تابع تابع مجازی هست اگر یوزر خواست میتونه همین رو استفاده بکنه و اگر نخواست میتونه اونو اوورراید بکنه این اجازه رو به یوزر میدیم که اوورراید بکنه و بعد میایم داخل کلاس ساب کلاس یا کلاس مثلا یوزر نورمال اون تابع رو اوورراید میکنیم همینطور میتونیم این تابع رو توی ساب کلاس ویژه یوزر ویژه اوورراید بکنیم و به جای پوینت ها دیسکاونت طرف رو براش چاپ بکنیم در کنار اسمش پس میبینید که اینجا تفاوتش با اوورلودینگ این بود که توی اوورلودینگ سیگنچر تا فرق میکرد یعنی شما یا ورودی ها رو تغییر میدادید یا مقدار خروجی رو تغییر میدادید و از این طریق کامپایلر میفهمید که اون اولیه رو نباید صدا بزنه و این حالت دوم رو صدا بزنه ولی توی overriding ما نمیخوایم هیچ تغییری توی سیگنچر بدیم یعنی نه ورودی تغییر میکنه نه خروجی فقط عملیاتی که انجام میده تغییر میکنه اینطوری باید به کامپایلر بفهمونیم که دیگه اون قبلی رو نمیخوایم استفاده بکنیم میخوایم این جدید رو استفاده بکنیم فقط و اینجا از کلمه اوورراید استفاده میکنیم باز هم نیاز تکرار کنم توی حالت اوورلودینگ که قبلا داشتیم یوزر به هر دو دسترسی داشت و با توجه به آرگومان های ورودی میتونست اونی که تو کلاس مرجع تعریف کرده رو صدا بزنه و فقط اس رو براش چاپ بکنه یا با دادن یک آرگومان ورودی جدید رو صدا بزنه ولی توی اوررایدینگ شما دیگه دسترسی به اون اولی ندارین چون اووررایدش کردید بازنویسی کردید این چهار ستون برنامه نویسی شیگرا بود لطفا اگر سوالی داشتید حتما زیر این ویدیو کامنت بکنید من در اولین فرصت پاسخ سوال شما رو خواهم داد و اگر این ویدیو رو دوست داشتین توی کانال ما سابسکرایب بکنید و از بقیه ویدیوهای ما استفاده بکنید توی درس های آینده توی Object Oriented Programming سعی میکنیم به تفصیل در مورد برنامه نویسی را صحبت بکنیم در مورد Inheritance در مورد Interface ها توابع و اتریبیوت های استاتیک صحبت بکنیم و همینطور راجع به کلاس های Abstract صحبت بکنیم این ادامه ی جلسه 13 از دوره آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی C شارپ هست و توی این درس میخوایم در مورد اینهریتنس و پولیمورفیزم به صورت عملی کار بکنیم برای این کار یک پروژه جدید کریت میکنیم از نوع کنسول اپلیکیشن و اسمش رو مثلا میذاریم اینهریتنس سب میکنیم تا سلوشن ما ساخته بشه مایکروسافت ویژوال استودیو این سلوشن رو برای ما میسازه اسم برنامه ما اینهریتنس و توی این برنامه ما میخوایم از اینهریتنس و پولیمورفیزم یعنی اوررایدینگ و اوورلودینگ استفاده بکنیم برای این کار ما نیاز داریم که یک کلاسی از نوع پابلیک توی نیم اسپیسمون تعریف بکنیم این کلاس بیس ما هست. اسمش رو میذاریم بوک. قراره در مورد کتاب ها یک کلاس بسازیم. کلاس بوک ما یه سری اتریبیوت پابلیک داره چون همه قرار ازش استفاده بکنن. مثلا از نوع استرینگ یه اتریبیوت به اسم نیم داره که اسم کتاب هست و باز هم از نوع سترینگ یه اتریبیوت داره به نام آثر. نمیخوایم زیاد قضیه رو عجیب بکنیم فقط به اسم و آثر بسنده میکنیم یه دونه متد هم ب... از نوع void برایش در نظر میگیریم مثلا print info که این print info هیچ آرگومان ورودی نمیگیره و فقط برای ما روی صفحه مانیتور اسم کتاب رو به اضافه یه دونه مثلا اسپیس یا یک خط تیره و author کتاب رو چاپ میکنه خب پس ما یک کلاس بیس داریم برای کتاب که اسم کتاب هست اسم نویسنده ی کتاب یا آثر کتاب هست و یک فانکشن یا متد داریم به اسم پرینت اینفو که اسم کتاب رو یک به اضافه و بعد نویسندهش رو برای ما چاپ میکنه اما ما انواع مختلف کتاب داریم. اینجا میخوایم دو نوع دیگه از کتاب تعریف بکنیم به اسم آدیو بوک ها یا کتاب های صوتی و پی دی اف بوک ها کتاب های پی دی اف. اولیش رو آدیو بوک معرفی میکنیم اسمش رو و میخوایم بگیم که آدیو بوک تمام خصوصیات یک کتاب رو که دیگه کلاس بوک بود داره و علاوه بر اون فیچرهای دیگه هم داره پس یک دو نقطه میذاریم و بعد بوک رو تعریف میکنیم یعنی اینجا بهش میگیم که آدیو بوک از کلاس بوک ارسبری میکنه تو ذهنتون باشه که الان دیگه آدیو بوک هم نیم رو داره هم آثر رو داره و هم متد پرینتینگ ما فقط یک مثلا متغیر پابلیک از نوع باز همه سترینگ و بعد مثلا اسم نریتورش هست یا کسی که کتاب رو میخونه توی آدیو بوک این رو داریم و از طرفی نمیخوایم پرینت اینفو برای ما فقط اسم و آثر را چاپ بکنه میخوایم برای ما نریتور را هم آخرش توی پرانتز بگه پس چیکار میکنیم باید پرینت اینفو رو اوورراید بکنیم چون قرار نیست که مقدار خروجی تغییر بکنه یا آرگومان های ورودی تغییر بکنه پس باید اووررایدش بکنیم متد ما از نوع پابلیک هست اوورراید میخوایم بکنیم کلمه کلیدی اوورراید رو مینویسیم و بعد میگیم خروجیمون از نوع void هست و اسممون هم print info ورودی قرار نیست بگیره و توی خروجیش قراره این رو چاپ بکنه به اضافه مثلا یک پرانتز رو باز میکنه برای ما و بعد نریتور رو می نویسه و بعد پرانتز رو می بنده برای ما اینجا پرینت اینفو ارور میده به ما به خاطر اینکه اینجا ما یک فانکشن رو یک متد رو اوورراید کردیم در صورتی که بهش نگفتیم که این متد قابلیت اوورراید شدن رو داره پس توی بیس کلاسمون حتما باید از کلمه ورچوال استفاده بکنیم اگر خواستیم یک متدی رو براش اوورراید بکنیم الان دیگه این ارور هم برای ما وجود نداره پس الان اگر از آدیو بوک یک آبجکت ساختیم و بعد پرینت اینفور رو صدا زدیم اینو اجرا میکنه و سراغ این نمیره یک کلاس دیگه میخوایم تعریف بکنیم به اسم PDF book مثلا این PDF بوک هم از کلاس بوک بری میکنه و تفاوتش اینه که انتشاراتش و قیمتش رو داره پس میگیم public از نوع no string publisherش و بعد باز هم پابلیک این دفعه از نوع دابل چون قیمتشه و بعد پرایسش رو میدیم حالا میخوایم برای کلاس پی دی اف بوکمون هم از این پرینت اینفو استفاده بکنیم و هم پرینت اینفوی که پابلیشر و پرایس رو اینجا میگیره و آخر این رشته اونها رو هم چاپ میکنه برای این کار باید از اوورلودینگ استفاده بکنیم ما نیازی است دیگه حالت بیسش رو بنویسیم چون حالت بیسش رو تو کلاس بیس بوک ما داریم ما فقط همین تابع رو کپی میکنیم اینجا پیست میکنیم و بعد آرگومان ورودی بهش میدیم ورچوالش هم برمیداریم و بعد آرگومان ورودی بهش میدیم مثلا میگیم از نوع استرینگ پابلیشر و از نوع دابل پرایس و اینجا به تابه میگیم که اگر با این دوتا آرگومان صدا زده شدی پابلیشرت رو هم چاپ کن به اضافه اینکه پرایس رو هم چاپ کن و بعد از چاپ پرایس یک علامت مثلا دلار بذار خب الان ما این سه کلاس رو داریم کلاس بک کلاس مرجع ما هست و میدونیم که آدیو بوک و پی دی اف بوک از این کلاس ارس بدی میکنن پس همشون و معاثر رو دارن و پرینت اینفو ساده رو دارن توی کلاس آدیو بوک ما یه پرینت اینفو کردیم یعنی دیگه اگر از این کلاس آبجکتی بسازیم به این تابه دسترسی نداریم و پرینت فون تبدیل میشه به این چون دقیقا سیگنچرش با این قرار بود یکی باشه مقدار خروجی و آرگومان های ورودی و نام تابع یکی هست نمیتونستیم یه چنین چی چیزی رو داشته باشیم بدون اینکه اوررایت بکنیم توی پی دی اف ما هم دسترسی به این میخوایم داشته باشیم که پرینت اینفو بیس ما هست هم میخوایم یه پرینت اضافه بکنیم با آرگومان های ورودی اینجا اورلودینگ هست یعنی اورلود میکنیم با دو تا پارامتر دیگه حالا لود میکنیم این متد رو که این عملیات رو میخوایم برای ما انجام بده حالا میخوایم یه کانستراکتور هم برای کلاس هامون در نظر بگیریم کانستراکتور چی هست کانستراکتور یعنی شروع کننده ی کلاس وقتی کلاس رو ما صدا میزنیم این کانستراکتور صدا زده میشه و آبجکتی از این کلاس برای ما ساخته میشه. اما کانستراکتور چه شکلی نوشته میشه؟ حتما باید از نوع پابلیک باشه و بعد بلا فاصله اسم کلاس میاد. و بعد آرگومان های ورودی اینجا مثلا توی کانستراکتورمون ما از نوع استرینگ یک اسم میدیم، باز هم از نوع استرینگ یک author میدیم و از نوع استرینگ narratorش رو میدیم وقتی این کانستراکتور صدا زده میشه داخل برنامه ما یعنی میخوایم از آدیو بوک یه دونه شیک رو بسازیم یکی یکی اینها رو به مقدار اتریبیوتشون اختصاص میدیم مثلا اتریبیوت نیم ما که این اتریبیوت باشه برابر میشه با نیمی که اینجا به عنوان آرگومان ورودی بهش میدیم اتریبیوت آثر ما برابر میشه با این آثری که اینجا بهش دادیم و اتریبیوت نریتور ما هم برابر میشه با آرگومان نریتور که اینجا داریم اگر ما کانستراکتوری نمی نوشتیم به طور دیفالت سیستم یه چنین کانستراکتوری رو برای کلاس ما در نظر می گرفت این دیفالت هست یعنی اگر شما هیچ کانستراکتوری برای کلاسی ننویسید یه چنین چیزی رو داخلش برای شما در نظر خواهد گرفت خودکار که ما الان فعلا میخوایم از کانستراکتور خودمون استفاده بکنیم دقیقا یک چنین کانستراکتوری رو ما برای کلاس پی دی اف بوکمون هم میخوایم داشته باشیم فقط با این تفاوت که اینجا چون نریتور دیگه نداریم باید پابلیشرش رو بهش بدیم پس این متغیر رو هم اسمش رو مثلا پابلیشر میذاریم آرگومان ورودی رو و اینجا پابلیشر رو برابر این پابلیشر قرار میدیم اسمش هم که طبیعتاً PDF فوک هست پس الان کانستراکتور ما ساخته شد حالا کلاس رو توی برنامه اصلی صدا میزنیم و ازشون آبجکت میسازیم مثلا از آدیو بک کتاب اول رو میسازیم و بعد کانسترکترش رو صدا میزنیم خود سیستم پیشنهاد میکنه اسم کانستراکتور رو اگر کانستراکتور رو بدون آرگومان ورودی صدا بزنیم ارور میده به ما به خاطر اینکه انتظار داره از کلاس آدیو بوی سه تا آرگومان ورودی رو بگیره پس ما اول نیم رو میدیم اسم یک کتاب رو مثلا کتاب انیمال فارم رو که یکی از محبوب در این کتاب های من هست نویسندهش رو الان باید بدیم آثرش رو که جورج اورول هست و بعد مثلا نریتوری که این داستان رو تعریف میکنه این رمان رو میخونه مثلا اسمش جان هست بعد از این آبجکت پرینت اینفو رو صدا میزنیم میدونیم که پرینت اینفوی که آدیو بک داره هیچ آرگومان ورودی نداره و اوورراید شده ای این هست پس قاعدتا اسم آثر و داخل پرانتز نریتور رو برای ما باید چاپ بکنه یک آبجکت از پی دی اف بک هم میسازیم رو مثلا کتاب دو میذاریم و میدونیم که طبق معمول سه تا ورودی میگیره از ما به عنوان ستا تا ورودی من همین ستا رو کپی میکنم برای سیف شدن زمان و میدونم که آخری اسم پابلیشر هست مثلا John Publications یک اتریبیوت دیگه داره این پی دی اف به اسم پرایس که ما پرایسش رو هم مثلا 21 کنیم دلار انتخاب میکنیم حالا میخوایم پرینت اینفو رو برای کلاس بوک دو یا برای پی دی اف بوک صدا بزنیم میدونیم که print info رو به دو حالت میتونیم صدا بزنیم همونطور که میبینی خودش پیشنهاد میده حالت اول بدون آرگومان ورودی هست و حالت دوم با دو آرگومان ورودی پابلیشر و پرایس یه بار با حالت اول صداش میزنیم و یه بار هم با حالت دوم صدا میزنیم برای حالت دوم ما از اتریبیوت پابلیشر خودش استفاده میکنیم و همینطور از اتریبیوت پرایس خودش دفعه اول پرینت اینفو رو بدون آرگومان ورودی صدا میزنه میاد داخل کلاس پی دی اف بوک پرینت اینفو رو میگرده بدون آرگومان ورودی وجود نداره میاد توی بیس کلاسش میاد توی بیس کلاس میبینه وجود داره از این استفاده میکنه و بعد دفعه دوم با دو تا آرگومان ورودی که هر یکیش از نوع استرینگ و یکیش از نوع دابل هست صدا میزنیم میاد میگرده داخل کلاس میبینه چه این سیگنچری برای پرینت اینفو وجود داره پس اینو صدا میزنه و با قیمت و بعد علامت دلار چاپ میکنه برای ما در نهایت طبق روال همیشه منتظر میمونیم تا یوزر یک کلید رو وارد بکنه و از برنامه خارج بشیم برنامه رو که رام بگیریم باید قاعدتا پرینت کلاس آدیو بوک رو چاپ کنه یعنی Animal Farm, جورج اورول و جان توی پرانتز و بعد اسم و نویسنده این رو چاپ بکنه Animal Farm و جورج اورول و در نهایت اسم نویسنده Publisher, جان Publications رو به اضافه قیمت 21.5 دلار چاپ بکنه برای ما رام میگیریم اپلیکیشن رو و همونطور که میبینید هر سه حالت اجرا شد تو این جلسه میخوایم راجع به اینترفیس ها صحبت بکنیم اینترفیس ها استرکچر هایی هستن شبیه به کلاس ها که به ما یک سری قابلیت ها رو میدن برای اینکه برنامه نویسی برای ما آسونتر بشه یکی از کاربرد های اصلی اینترفیس ها اینه که باعث میشن برنامه ما وابستگی کمتری داشته باشه و انتاف بالاتری داشته باشه مفهوم این وابستگی کمتر و انحتاف پذیری بالاتر چی هست شما فرض بکنید توی یک برنامه نیاز دارین که یک قسمت از کدتون رو تغییر بدید یا یک قسمت از کد رو کلا از بین ببرید یا یک قسمت دیگه به کدتون اضافه بکنید هرچی رابطه این قسمت از کد شما با بقیه برنامه شما زیاد باشه و وابستگی یا دیپندنسی اینها با هم بالاتر باشه یک تغییر توی برنامه شما منجر میشه به تغییرات بسیار زیادی توی کل برنامه و این کار رو بسیار سخت میکنه و انعطاف پذیری برنامه شما رو پایین میاره پس بهترین حالت اینه که شما سعی کنین کمترین وابستگی و بین علمان های مختلف آیتم های مختلف توی برنامهتون داشته باشین برای مثال فرض کنین یک رستوران آشپزی رو داره و شما برای این آشپز یک سری ویژگی ها رو تعیین می‌کنید. فردا اگر آشپز کنونی رستوران شما مریض بشه یا بخواد شغلش رو عوض کنه یا بخواد از شرکت شما بره شما نیازمند این هستید که یک آشپز با این خصوصیات پیدا بکنید این نشون میده که برنامه شما وابسته به این آشپز نبوده وابسته به یک سری مهارت ها بوده حالا فرض کنید که شما یک آشپز دارید به اسم الکس و فردا این الکس از رستوران شما به هر دلیلی میره و شما میگید که آقا رستوران من فقط الکس رو نیاز داره برای اینکه بتونه به کارش ادامه بده پس وابستگی زیادی رستوران شما به این آشپز داره و اینکه حالا این آشپز رو جایگزین بخواید بکنین کار بسیار مشکل تری میشه پس رستوران ما به اینکه دقیقا به الکس نیاز داشته باشه برای اینکه کارش رو ادامه بده اون رو محدود میکنیم به یک سر آشباز با یک سری قابلیت های از قبل تعیین شده برنامه های کامپیوتری هم به این صورت هستن بین کلاس های مختلف اگر وابستگی ها کمتر بشه قابلیت انتاف برنامه ما بالا میره ولی کاربرد دیگه اینترفیس ها که کاربرد بسیار بسیار مهمی هست ایجاد نظم و اعمال قوانین میشه بهترین روش برای انجام این کار اینترفیس هست به عنوان مرجع به خاطر اینکه شما وقتی توی اینترفیکس یک سری قابلیت ها رو میدید اونها اجباری هستند و هر کلاسی که این اینترفیس رو ایمپلیمنت میکنه باید اونها رو داشته باشه توی یک مثال اینها رو بررسی میکنیم بیشتر یک کانونشن توی برنامه نویسی سیشاد و به خصوص توی محیط دات وجود داره که نام اینترفیس‌ها ها رو بهتر شما حتما با آیه بزرگ شروع بکنید سینتکس کلی اینترفیس ها شبیه کلاس ها هست به جای کلید کلاس از کلید اینترفیس استفاده میکنیم و بعد اسمش رو میاریم که همونطور که گفتم بهتره با آی شروع بشه توی این مثال مثلا پابلیک اینترفیس آی ترانزکشن یا یک تبادل مالی بعد شما رفتارهایی رو که میخواید هر کلاسی که از این آی ترانزکشن ارسبری میکنه داشته باشه رو اینجا به صورت قوانین مینویسین توی این مثال میگیم هر کلاسی که بخواد از آی ترانزکشن ارسبری بکنه باید یک تابع به اسم ترانسفر مانی داشته باشه که هیچ مقداری بر نمیگردونه و آرگومان ورودی هم نداره و حتما باید یک تابعی به اسم آپدیت کردیت داشته باشه که یک مقدار دابل به اسم کاست رو میگیره و بعد هیچ مقداری رو بر نمیگردونه حالا یک سری عملیات رو داخلش انجام میده شابه هیچ و بعد بدنه تابعتون رو توی اینترفیس ها بنویسین فقط سیگنچرش رو می نویسید. فقط قوانین رو توی اینترفیس ها مشخص میکنی نیاز به اکسس سپسیفایر هم نداره پابلیک پروتیکتد یا پرایوت هم نیاز نیست برای اونها به کار ببرید حالا میریم جلو ببینیم چطوری از این آی ترانزکشن میخوایم استفاده بکنیم فرض کنید کلاسی داریم به اسم شاپینگ ترانزکشن یا یک تبادل مالی برای یک خرید که این حتما از آی ترانزکشن ارسپری میکنه و آی ترانزکشن رو دیگه توی اینترفیس ها نمیگیم ارسپری میگیم ایمپلیمنت میکنه پیاده سازی میکنه میتونیم اتریبیوت های خودش رو بدیم که اتریبیوت های مخصوص خود شاپینگ ترانزکشن هست مثل آیتم بایر آی دی فاینال کاست فاینال کردیت و غیره توابع خودش رو هم داشته باشه کلاسمون شاپینگ transaction مثلا get دیسکاونت یه مقدار رو میگیره زب در هشته هم میکنه و فاینال کاست رو به ما میده با توجه به دیسکانتی که بهش دادیم ولی میدونیم که چون شاپینگ transaction آی ترانزکشن رو ایمپلیمنت کرده باید اون دو تابعی که داخل آی ترانزکشن تعریف شده اینجا هم داشته باشی بدنش رو خودمون میدیم پس می نویسیم void trans, transfer money و حالا توی این سنت تو بانک رو تابع سنت تو بانک رو صدا میزنیم که میتونه هر تابعی باشه و همینطور وید آپدیت کردیت با یک مقدار دابلی که به عنوان آرگومان ورودی میگیره و اینجا مثلا کردیت کارت طرف رو فاینال کردیتش رو منهای کاستی که الان هزینه کرده میکنیم و دوباره فاینال کردیتش رو محاسبه میدید مثال دیگهش فرض کنیم کلاس دیگه ای داریم به اسم کردیت چارج که اون هم آی ترانزکشن رو ایمپلیمنت میکنه مثلا یک کاستمر آی برای خودش داره یک کردیت اینکریز داره و یک فاینال کردیت چارج کردیت داره به عنوان یک فانکشن که میاد یه مقداری رو به عنوان دابل میگیره و کردیت طرف رو به این مقدار اضافه میکنه ولی میدونیم که حتما باید ترانسفر مانی و آپدیت کردیت رو هم ایمپلیمنت بکنه پس این دوتا رو حتما باید اضافه بکنیم و بدنه داخلش هر چیزی میتونه باشه مثلا توی آپدیت کردیت اینجا میبینیم که یک دابل اینکریز رو داریم و فاینال کردیتش جمع میشه با این به خاطر اینکه در مورد کردیت داره صحبت میکنه در صحبت که آپدیت کردیت توی شاپینگ ترانزکشن کم میکرد یه مقداری به خاطر اینکه طرف خرید کرده بود و کردیتش تموم میشد پس ایمپلیمنتیشن داخل تابه مهم نیست سیگنچر مهمه شما یه قانون داریم و میدونین که وقتی ترنزکشنی انجام میشه باید کردیت طرف آپدیت بشه حالا این آپدیت شدن کردیت میتونه کم بشه زیاد بشه بر اساس پیاده سازی که اون کلاسی که داره این کار رو انجام میده نیاز داره این عملیات تعریف خواهد شد این توضیح کلی بود راجع به اینترفیس ها حالا برای تمرین سعی کنید یه اینترفیسی تعریف بکنید به نام بیس کاستمر که میشه قاعدتا آی بیس کاستمر پس توی شرکت شما همه یه کاستمر های شما مستقل از نوعشون حتما باید این اینترفیس رو پیاده سازی بکن و دو تا قانون توش در نظر بگیرید یکی آپدیت ادرس که یه استرینگ به اسم آدرس میگیره و آدرس این کاستمر رو آپدیت میکنه و همینطور یک متدی داره که کردیت طرف رو آپدیت میکنه پس یک عددی به عنوان ورودی میگیره دابل و همینطور یک خروجی به شما میده اون هم از نوع دابل که کردیت جدید کاستمر شما هست و بعد توی یک کلاس به اسم نورمال کاستمر و توی یک کلاس به اسم سپیشال کاستمر این رو پیاده سازی بکنید و سعی کنید یه سری قابلیت ها به نورمال کاستمر بدین یه سری قابلیت ها به سپیشال کاستمر بدین ولی هر دوی اونها این بیس کاستمر یا بیس کلاینت یا هر نامی که براش تعیین کردید رو رو بکنن تو این جلسه میخوایم در مورد کلاس های ابسترکت صحبت بکنیم کلاس های ابسترکت ترکیبی هستند از کلاس های معمولی و اینترفیس ها یک سری از قابلیت های اینترفیس ها رو دارند و همینطور یک سری از کارهایی رو که با استفاده از کلاس های معمولی میتونستیم انجام بدیم میتونیم توی کلاس های ابسترکت هم داشته باشیم پس مزایای اینترفیس ها مثل اینکه میتونیم قوانینی این رو مشخص بکنیم و یک سری رول ها رو اسپسیفای بکنیم برای اینکه اگر کلاسی از اونها ارزبری کرد حتما اون قوانین رو انجام بده و ایمپلیمنت بکنه میتونیم توی ابسترکت ها هم داشته باشیم اون قوانین رو پس قاعدتا چون ترکیبی از اینترفیس ها و کلاس های معمولی پیچیده تر از اینترفیس ها هستند ولی منعطف از اونها هم هستند مثل اینترفیس ها نمیتونیم از اونها هم اینستانسی بسازیم یا آبجکتی بسازیم پس از کلاس های ابسترکت و اینترفیس ها آبجکتی ساخته نمیشه و فقط از کلاس های معمولی آبجکت ساخته میشه پس کلاس های ابسترکت و اینترفیس ها به عنوان سوپر کلاس استفاده میشن که از اونها فقط ارسبری میتونیم بکنیم یا اونها رو ایمپلیمنت میتونیم بکنیم و در نهایت برخلاف اینترفیس ها که فقط سیگنچر بود و فقط قوانین توابعی که قرار کلاس های مشتق شده از اونها ایمپلیمنت بکنن رو مینوشتیم توی ابسترکت ها میتونیم نه تنها تابع های ایمپلیمنت نشده بنویسیم بلکه تابع های ایمپلیمنت شده هم مثل کلاس های معمولی میتونیم داشته باشیم و کلاسی که از اونها ارزبری میکنه میتونه از این توابع استفاده بکنه حالا برای اینکه این مطالب کامل جا بیفته یک مثال کامل رو بررسی میکنیم که توی اون کلاسی از نوع ابسترکت داریم به اسم ترانزکشن که قرار تمام تراکنش ها تراکنش های مالی توی سایت ما از این کلاس ارزبری بکنه از کلید واژه ابسترکت استفاده میکنیم و بعد کلاس و بعد اسم کلاس رو می نویسیم همونطور که گفتیم ترکیبی هست از کلاس های معمولی و اینترفیس یعنی ما میتونیم هم متد های ایمپلیمنت شده داشته باشیم اینجا نمونهش الارم یوزر هست که کاملا ایمپلیمنت شده و واسه یوزر چاپ میکنه نات الاود هم میتونیم متد های ایمپلیمنت نشده داشته باشیم که اینجا باید از کلید واژه ابسترکت استفاده کنیم قبل از اون متد ها و بعد نوع برگشتی و اسم تابع و بعد توی پرانتز های باز و بسته اگر آرگومان ورودی میخواست اسم این آرگومان ها و نوع اونها رو مشخص بکنیم اینجا دو تا تابع داریم به اسم ترانسفر مانی و آپدیت کردیت و میدونیم که با اینکه این که ایم، ایمپلیمنت نشدن اینها اینجا ولی اگر کلاسی از کلاس این ترانزکشن ارسپری بکنه و بخواد اینو ایمپلیمنت بکنه حتما باید این دو متد رو پیاده سازی بکنه حالا کلاسی داریم به اسم شاپینگ ترانزکشن که واسه یه تراکنش های خریدی این کلاس در راهی میشه شاپینگ ترانزکشن خودش اتریبیت های خودش رو داره مثل آیتم، بایر آیدی، فاینال کاست و فاینال کردیت و بعد خودش یک متد داره به اسم گت دیسکاونت که هر قیمتی که محصول داره بهش میدیم در هشته ها میکنه مثلا به صورت دیفالت 8 هم دیسکانت داره این شخص و بعد فاینال کاست رو به ما میده حالا میدونیم که باید حتما ترانسفر مانی و آپدیت کردیت از کلاس ترانزکشن رو هم اینجا ایمپلیمنت بکنیم حتما از کلید واژه اوورراید استفاده میکنیم برای ایمپلیمنت کردن متد های ابسترکت و بعد باید سیگنچر یکی باشه یعنی چون اونجا void هست توی ایمپلیمنتیشنش هم حتما باید وید باشه و چون توی ترانزکشن آرگومان ورودی نداره اینجا هم نباید داشته باشه و بعد داخلش هر جور که خواستیم می ایمپلیمنت میکنیم اینجا مثلا تابعی به نام سنت تو بانک رو صدا میزنیم و در نهایت متد آپدیت کردیت با یک آرگومان ورودی دابل و نوع خروجی void هم باید پیاده سازی بشه از واژه اوورراید استفاده میکنیم چون یک متد ابسترکت هست و بعد توی اون مس... عملیاتی که نیازه انجام بدیم مثلا اینجا کاست رو از فاینال کردیت کم میکنیم و بعد دوباره میریزیم توی فاینال کردیت و مثلا میگیم اگر فاینال credit کمتر از 500 شد به یوزر الارم بده که مثلا این ترانزکشن ممکن نیست همونطور که میبینین از تابع الارم یوزر استفاده شد چرا؟ به خاطر اینکه ما توی کلاس شاپینگ ترانزکشنمون از transaction استفاده می کنیم به عنوان کلاس مرجع پس ما دسترسی داریم به متد های ایمپلیمنت شده یه کلاس ابسترکت transaction که اینجا alarm user یک متد ایمپلیمنت شده از کلاس ترانزکشن ازش اشرس کردیم پس دسترسی داریم به اون کلاس دیگه ای هم داریم به اسم credit charge که قرار کردیت شخص رو شارج بکنه اون هم از کلاس abstract ترانزکشن ارث بری میکنه و میدونیم که باید ترانسفر مانی و آپدیت کردیت رو ایمپلیمنت بکنه خودش کاستمر آیدی کردیت اینکریز و فاینال کردیت رو به عنوان اتریبیوت های خودش داره و چارج کردیت رو به عنوان متد خودش داره و پیاده سازی ترانسفر مانی و آپدیت کردیت هم همونطور که میبینید از طریق کلید واژه اوورراید و با همون سیگنچری که باید باشه طبق کلاس ترانزکشن اینجا داره این کار رو انجام میده میدونیم که این کلاس هم مثل همه کلاس هایی که از ترانزکشن ارسپری میکنن دسترسی به متد ایمپلیمنت شده مثل الارم یوزر هم دارند برای اینکه یک ای خلاصه ای از کلاس های ابسترکت بگیم کافیه بگیم که کلاس های ابسترکت ترکیبی از اینترفیس ها و کلاس های معمولی هستند یعنی مثل اینترفیس ها میتونیم قوانینی رو به صورت سیگنچر تعریف بکنیم که بعدا هر کلاسی از اونها اسپری میکنه باید اون متد ها و قوانین رو رعایت بکنه و ایمپلیمنت بکنه اینجا مثالش ترانسفرمانی و آپدیت کردیت هست که با کلید واژه ابسترکت مشخصشون میکنیم از طرفی مثل کلاس های معمولی میتونن متد های ایمپلیمنت شده هم داشته باشن که توی اینترفیس ها نمیتونستیم اینو داشته باشیم اینجا alarm user یک متد کامل ایمپلیمنت شده است که از تمام کلاس هایی که از ترانزکشن مشتق میشن میتونیم توی اونها از alarm user استفاده بکنیم در کنارش باید بگیم که تمام کلاس هایی که ابسترکت و اینترفیس معرفی میشن قابلیت اینستنس ساختن ازشون رو نداریم و نمیتونیم آبجکتی رو مستقیم از اونها بسازیم و حتما باید از کلاس های مشتق شده از اونها که از نوع ابسترکت نیستند یا اینترفیس نیستند آبجکت ساخته بشه تو این جلسه میخوایم راجبه به توابع و متغیرهای استاتیک و بعد از اون راجب به کلاس های استاتیک صحبت بکنیم استاتیک همونطور که از اسمش مشخص هست ثابت هست و داینامیک نیست یعنی شما فقط یه دونه اینستنس میتونید از توابع و متغیرهای استاتیک داشته باشید ثابت هستن اونها به تعداد آبجکت هایی که از کلاس میسازید متغیرها و توابع استاتیک رو ندارید فقط یه دونه دارین که مشترک بین همه ی آبجکت ها یک کپی از اونها فقط توی حافظه وجود داره پس هر کدوم از آبجکت هایی که شما از کلاستون میسازید اگر از متغیر استاتیک استفاده بکنه همه آبجکت های دیگه میتونن این تغییر رو ببینن داخل توابع استاتیک فقط میتونید از متغیرهای استاتیک استفاده کنید توی کلاستون از اتریبیوت های استاتیک استفاده بکنید و از متغیرهای دیگه کلاستون که استاتیک نیستن نمیتونید داخل توابع استاتیک استفاده کنید همچنین توی توابع استاتیک فقط میتونید توابع استاتیک دیگر رو صدا بزنید نمیتونید از توابع غیر استاتیک استفاده کنید داخلشون حالا در قالب یک مثال توضیح کاملی راجع به این متغیرها و توابع استاتیک کار میکنیم فرض کنیم کلاسی داریم به اسم سیرکل توی این کلاس سیرکل یه دونه متغیر داریم به اسم پی که این استاتیک هست از نوع پابلیک معرفی میکنیم و نوعش دابل هست مقدارش رو 3 و 14 در نظر میگیریم یک متغیر دیگه داریم دابل به اسم ریدیس یا شعاع تو ذهنتون باشه که رادیوس رو شما میتونید به ازای هر آبجکتی که از این کلاس سیرکل ساختین داشته باشین و یک رادیوس مخصوص به خودش داشته باشه ولی تمام آبجکت هایی که از کلاس سیرکل میسازین فقط از این پی استفاده میکنه و اگر یکیشون این پی رو تغییر داد بقیه اونها از تغییر یافته استفاده میکنه حالا یک تابع داریم تابع استاتیک به اسم کامپیوت اریا استاتیک یه مقدار دابل آر رو میگیره و بعد مساحت این یک دایره ای که شعاعش آر هست رو حساب میکنه پی آر دو یک تابع غیر استاتیک هم داریم که به اسم کامپیوت اریا که یه مقدار دابع رو برمیگردونه و ریدیس داخل کلاس ما اتریبیوت ریدیس ما رو استفاده میکنه برای محاسبه مساحت دایره حالا ببینیم چطوری میتونیم از این کلاس سیرکل استفاده بکنیم توی برنامه مینمون یه آبجکت از کلاس سیرکل میسازیم به اسم CRC رادیوسش رو اینطوری دسترسی داریم بهش یعنی با اسم آبجکت دات رادیوس حالت عادی توی کلاس ها Radiusش رو مثلا برابر ده قرار میدیم حالا میخوایم مساحت این دایره با این رادیوسی که دادیم رو حساب بکنیم با استفاده از تابع غیر استاتیک کامپیوتریا که مال کلاس سیرکل هست مقدار مساحت رو به ما برمیگردونه و بعد اون رو چاپ میکنیم حالا همین کار رو میخوایم با استفاده از متغیر استاتیک پی و تابع استاتیک کامپیوتریا استاتیک انجام بدیم همونطور که خاطرتون هست دیگه این متغیر و این تابع با استفاده از آبجکت دسترسی بهشون نداریم مستقیم اسم کلاس رو میاریم یعنی اینجا سیرکل اسم کلاس بعد با یک دات دسترسی داریم به متغیرهای استاتیک و توابع استاتیک دقت کنید که شما اگر اسم کلاس رو بنویسید و بعد دات رو بذارید دیگه به رادیس و کامپیوت اریا که استاتیک نیستن دسترسی ندارید چون اینا وابسته به با آبجکت هستن به ازای هر آبجکت یک کپی توی حافظه از اونها به وجود میاد ولی پی و کامپیوت اریا استاتیک وابسته به آبجکت نیستند و فقط یک اینستنس از اونها وجود داره پس circle.p اگر چاپ بکنید 3 و 14 رو واسه شما چاپ میکنه و circle.computer کامپیوتر یا استاتیک با 15 15 ضرب در 15 ضرب در, در پی رو برای شما چاپ میکنه پس فهمیدیم که بدون ساختن آبجکت میتونیم به متغیرها و توابع استاتیک دسترسی رس پیدا کنیم حالا کلاس های استاتیک چی هستند تا الان راجع به متغیرها و توابع استاتیک داخل کلاس های نرمال صحبت میکردیم ولی اگر خود کلاس ما استاتیک باشه دیگه فقط یک اینستنس از اون کلاس وجود داره و نمیتونیم از اون هیچ آبجکتی تهیه کنیم پس کلاس استاتیک قابلیت ایجاد آبجکت رو نداره و فقط با اسم خود کلاس میتونید به داخل کلاس دسترسی پیدا کنید و تمام متغیرها و تمام توابع داخل یک کلاس استاتیک باید از نوع استاتیک باشن به اینکه فقط یک اینستانس از اونها وجود داره پس در نتیجه متغیرهاشون هم باید یک اینستنس داشته باشن و توابعشون هم فقط یک اینستنس نیاز داره کلاسهای های غیر استاتیک میتونن متغیرها و توابع استاتیک داشته باشن ولی کلاسهای استاتیک نمیتونن متغیرها و توابع غیر استاتیک داشته باشن و در نهایت بحث کانستراکتور کلاس های استاتیک هست کانستراکتور کلاس های استاتیک از کلمه استاتیک کلید واژه استاتیک استفاده میکنه و باعث میشه که شما یک بار به موقعی که برنامه شما ران شد این کانستراکتور ساخته بشه به طور دیفالت و این کانستراکتور موقع ساختن آبجکت استفاده نمیشه یک بار توی ران تایم استفاده میشه و یک اینستنس از کلاس رو توی مموری میسازه و شما دیگه تا آخر برنامه فقط از اون اینستنس میتونید استفاده بکنید مثالش رو اینجا داریم public static class my static class اسم کلاس ما my static از نوع استاتیک تعریفش کردیم و میدونیم که تمام توابع و اتریبیوت هاش باید از نوع استاتیک باشد اینجا یک تابع به اسم my static method داریم داخلش که این my static method کارش چی هست ما استاتیک وریبل رو پلاس پلاس میکنه یه دونه به این وریبل اضافه میکنه و بعد چاپ میکنه اون رو پس در نتیجه این وریبلمون این اتریبیوتمون هم حتما بعد از اون استاتیک باشه که پایین تعریف شده پابلیک استاتیک اینت ما استاتیک وریبل که اول کار مساوی صفر میشه حالا چجوری استفاده میکنیم از این کلاس استاتیک همونطور که خاطرتون هست آبجکتی دیگه ازش نمیسازیم مستقیم اسم کلاس رو میاریم مثلا اگر تو تابع مینمون بخوایم استفاده بکنیم ازش میخوایم چاپ بکنیم ما استاتیک رو اسم کلاس رو میاریم ما استاتیک کلاس دات بعد از دات شما دسترسی دارید به ما استاتیک وریبل و ما استاتیک متد یعنی متد و اتیبیوتی که داخل این کلاسمون هست اول ما استاتیک وریبل رو چاپ میکنیم که قاعدتا اینجا عدد صفر رو چاپ میکنه بعد استاتیک کلاس دات استاتیک متد رو صدا میزنیم کارش چی هست مایستتیک وریبل رو اضافه میکنه و بعد اون رو چاپ میکنه دقت کنید هر جای دیگه از برنامهتون الان شما اگر استاتیک کلاس دات استاتیک وریبل رو صدا بزنید مقدارش یک هست چون یه دونه اضافه شده کلاس های استاتیک فقط وریبل ها و متد های استاتیک دارن و آبجکتی از اونها ساخته نمیشه و فقط یک اینستنس توی مموری از اونها ساخته میشه امیدوارم که درس استاتیک ها کلاس ها و توابع و اتریبیوت های استاتیک برای شما مفید بوده باشه اگر سوالی داشتین لطفا پایین همین ویدیو کامنت کنین من در اولین فرصت پاسخ سوال شما رو خواهم داد و اگر ویدیو ما رو دوست داشتید لطفا توی کانال ما سابسکرایب کنید موفق باشید